سلام، حالتون چطوره؟ جلسه دوم میخوایم شروع کنیم. این جلسه کلی مبحث رو دیگه میخوام پوشش بدم، پس این جلسه رو سعی کنید با حوصله و دقت کافی نگاه کنید. شروع این جلسه رو میخوام با مباحث شیگرایی، تعریف کلاس، اینترفیس، آبجکت و وراثت، پلیمورفیز و این چیزها شروع بکنم. یه آبجکت ساده اینجا ایجاد کردم. ای قبلا بهش اشاره نکردم، پکیج رو میشه به صورت نستد تعریف کرد، یعنی به صورت سلسله مراتبی پکیج رو تعریف بکنید. توی پروژه تجاری معمولا اسم دومین رو برعکس میکنن و به عنوان پریفیکس کل پکیج های پروژه میذارن و بعد جلوش نقطه میذارن و ساب پکیج ها رو مشخص میکنن. توی اسکالا برخلاف جاوا نیازی نیست که سورس کد اون کلاستون داخل دایرکتوری پکیج باشه. مثلا اینجا برای کلاس مینی که من دارم میتونید ببینید که من کلاس مین رو داخل هیچ فولدری نذاشتم و مستقیم داخل سورس هاست، ولی در این حال گفتم که این کلاس داخل 4 تا پکیج 2 در 2 است. یه راه نوشتن پکیج 2 در 2 همونطور که میبینید با جدا کردن پکیج با نقطه از همه، که توی جاوا هم همینطوری بود، توی اسکالا میشه اینطوری هم نوشت و اون تو در تو بودنش رو به این صورت نشون بدید و اینجوری خورد بکنید. یک کلاس رو توی اسکالا چطوری میشه تعریف کرد؟ اول کیورد کلاس رو بنویسید، بعد اسم کلاس رو بنویسید. من اینجا میخوام یک کلاس برای دایره تعریف بکنم، اسمش رو میذارم سیرکل. هر کلاس که توی اسکالا تعریف میکنید یک پرایمری کانستراکتور یا یک سازنده اصلی نیاز داره. کانستراکتور هم که خودتون میدونید یک سری پارامتر میگیره و از طریق اون پارامترها کلاس رو اینیشیالایز میکنه. تفسیر اینیشیالایز اینه که مثلا استیت اولیه کلاس رو تعیین بکنید. مثلا هر دایره یه شعاع داره و پرایمری کانستراکتور قاعدتا باید اون شعاع رو بگیره و ست بکنه روی استیت اون دایره. سازنده اصلی رو باید دقیقاً جلوی اسم کلاس تعریف بکنید. مثلا اینجا توی پرایمری کانستراکتور کلاس سیرکل من دارم پارامتر شعاع رو میگیرم و بعد یک بلاک باز کنید و بدن این کلاس رو داخل این بلاک میتونید بنویسید. یه نکته رو هم جوش اشاره بکنم، یک کلاس میتونه اصلا بلاک نداشته باشه یا یک کلاس میتونه اصلا پرایمری کانستراکتور نداشته باشه، یعنی هیچ پارامتری انگار نگرفته و این به تنهایی خودش میتونه تعریف کامل کلاس باشه. معمولا اون پارامترهایی که توی کانستراکتور ما میگرفتیم ذخیره میکردیم توی فیلد های کلاس و بعدا ازشون استفاده میکردیم. مثلا من اینجا میتونم یک فیلد تعریف بکنم به اسم radius و مقدارش رو برابر بکنم با اون آری که توی پرایمری کانستراکتور داشتم میگرفتم. نکته، اگه اسم فیلدتون با اسم پارامتری که توی پرایمری کانستراکتور گرفتید یکی هست، میتونید این عبارت رو ننویسید و توی پرایمری کانستراکتور مستقیم اینجا یک ول بذارید. الان این دقیقاً به این معنیه که کلاس یک فیلد داره به اسم radius و مقدار اولیه این radius رو توی primary constructor داره میگیره. البته اینجا مقدار اولیه و آخریه نداریم. این متغیر اساساً تغییر ناپذیره. مقدارش زمان instantiation کلاس ست میشه و دیگه تغییر نمیکنه. به غیر از primary constructor میشه secondary constructor هم داشت که اینها رو به صورت یک متد با اسم this تعریف میکنید. مثل یک متد عادی پارامترها رو بگیرید. داخل این secondary constructor حتماً باید primary constructor رو صدا بزنید. و بعد در ادامه اگه این سکندری کانستراکتور کار دیگه قرار انجام بده انجام بدید. مثلا من اینجا اون پارامتر دوم پرینس خواستم بکنم، من به این نیازی ندارم و پاکش میکنم. داخل بدن این کلاس میتونید فیلد ها و متد هاتون رو تعریف بکنید و هر عبارت دیگه‌ای که بنویسید بعد از اجرا شدن پرایمری کانستراکتور اجرا میشه. مثلا اگه من داخل بدن این کلاس بگم radius رو چاپ بکن، حالا این عبارت چاپ کردنی که من اینجا نوشتم با هر بار اینستنس گیری از این کلاس اجرا میشه. برای مثال توی بست پرکتیس های شیرگرایی ایاتون باشه میگفتن که سعی کنید فیلد ها رو اکسپوز نکنید به بیرون کلاس و فقط از طریق گتر ها دسترسی بدید به بیرون کلاس و از طریق ستر ها هم اجازه بدین این فیلد ها آپدیت بشن. این مکانیزم انعطاف رو خیلی بالا می برد و یک آینده نگری خیلی بزرگی حساب میشد. مثلا فرض کنید کل حقوق فرد رو داخل فیلد نگه میداشتید و بعداً 10% مالیات مثلا اضافه میشد. اگه از طریق گتر حقوق این فرد رو بیرون اکسپوز میکردید، بعد از اینکه مالیات اضافه شد میتونستید اون گتر رو تغییر بدید و اون مالیات رو ازش کم بکنید. در صورتی که اگه خود فیلد رو اکسپوز میکردید به بیرون دیگه نمیشد کارش کرد. جدا از اینکه رپرها و دکوریتورها و این مکانیزم ها رو میشد روی متد اعمال کرد نه روی فیلد. اسکالا این اپروچ گتر ستر نوشتن رو خودش داره انجام میده. یعنی اینجا radius نوشتن انگار فراخوانی متد radius. یعنی اینجا یک گتری وجود داشت، یک متدی وجود داشت دقیقاً هم اس با اون فیلد. و اینجا من وقتی radius می نویسم اون متد رو در واقع دارم صدا می زنم. من اینا رو از اینجا پاک کنم، این رو مستقیما یک فیلد نگیرم. الان اینجا اون تابع گتر رو خودم دستی نوشتم و مقدارش رو برابر با آری که از پرایمری کانستراکتور میگرفتم گرفتم. همونطور که الان مشاهده میکنید اینجا من به این کد هیچ دستی نزدم و اینجا یک گتر جدید نوشتم و لاجیک رو عوض کردم. اگه فیلد تغییرپذیر هم داشتید که ترجیحاً چیز تغییرپذیر توی اسکالا ننویسید و
و فرض کنیم این ریدیس رو عوض میکنید، بعد از این مقدارش میکنید 1000 و دوباره چاپ میکنید. اینجا این تغییر دادن هم از طریق ستر داره انجام میشه و اینجا خارج از کلاس ما مستقیم اکسس نداشتیم به اون فیلده. اون متد ستری که اسکالا تعریف میکنه و اونجا داره اون رو صدا میزنه این هست، اسم فیلد underline مساوی، که این متد یه پارامتر داره برای گرفتن مقدار جدید و داخل این ستر هم اون مقدار فیلد رو داره ست میکنه با این پارامتر. الان اینجا یک ستر خود اسکالا برای این داره جنریت میکنه و یه ستر هم انگار من نوشتم. و اگه برنامه رو بخوایم کامپایل کنیم اینجا میگه که این متد رو دوبار تعریف کرد، چون یه بار اسکالا واسمون جنریت کرده و یه بار خودمون نوشته بودیم. من اگه اینجا اسم این رو بکنم آر و دیگه با آر کار بکنم، اینجا من دوباره توضیح کوچیکی بدم که چیکار کردم. من اینجا اسم اون فیلد رو عوض کردم آر و یک گتر و ستر نوشتم برای فیلدی که وجود نداره انگار، که این گتر اینجا آر تقسیم بر 1000 رو به من خروجی میده و این ستر هم که خب آر رو ست میکنه. و نکته مثبت این بود که نیاز نبود من برنامه‌ام رو عوض بکنم، کافی بود یک گتر و ستر جدید بنویسم. اینجا فراخونی اون متد گتر بود و این عبارت رو هم میشه یک سینتکتیک شوگر تلقی کرد برای فراخونی اون متد کال، که به طور سنتی ما به این صورت انجام میدادیم. من اینها رو پاک میکنم. توی اسکالا اینر کلاس و اینر فانکشن هم میشه داشت. اینر فانکشن رو مثلا ما توی جاوا نداشتیم ولی توی اسکالا میتونیم داشته باشیم. برای مثال داخل این متد مین میشد یه متد دلخواه تعریف بکنید و اسکوپ دسترسی به این متد هم میشد خود متد مین و خارج از این دیگه اکسس وجود نداشت. دقیقاً داخل یک کلاس هم میشه یک کلاس تعریف کرد. به عنوان نمونه من رادیوس رو از اون دابل نگیرم و یک کلاس تعریف کنم به اسم رادیوس. یه نکته که اینجا وجود داره اینه که radius کلاس اینستنس های سیرکله، نه خود سیرکل. برای مثال تو جاوا ما static inner class داشتیم و inner class، این inner classه و static نیست. این radiusی که از تایپ double میگیرم رو بذارید دیگه مستقیم یک فیلدش نکنم و فیلد رو از تایپ radius بگیرم. یه آزمایش کوچیکی با هم بکنیم اینجا. شعاع دایره یک رو توی متغیر تغییرپذیر من اینجا نگه دارم و همینطور شعاع دایره دو رو. اینجا اگه دقت بکنید تایپ رادیوس یک با تایپ رادیوس دو فرق داره، یعنی این شده سیرکل یک دات رادیوس و این تایپ شده سیرکل دو دات رادیوس، یعنی اینها در حالت عادی به هم حتی اساین هم نمیشن و تایپشون یکی نیست و اینجا کامپایل ارور میگیرید که این تایپش کانفرم نمیکنه با اون یکی. البته اینها چکینگ های کامپایلره و شما میتونید دستی این رو کست بکنید. کست کردن تایپ یک آبجکت به تایپ دیگه با صدا زدن از اینستنس آ روی اون آبجکت انجام میشه و اینجا ما برای اینکه بتونیم اساین بکنیم این رو ما باید کست بکنیم به سیرکل دو دات رادیوس تا رادیوس یک رو بتونیم بریزیم توی رادیوس دو. جدا از خود از اینستنس آ که کست رو انجام میده، برای چک کردن اینکه ببینیم اینستنس آ اصلا هست یا نیست یه متد دیگه داریم به اسم ایز اینستنس آ. قبل از اینکه این اساینمنت رو انجام بدیم اجازه بدید من اینو پرینت بکنم. با وجود اینکه کامپایلر داشت به ما میگفتش که این تایپ ها با هم نمیخونن ولی زمان اجرا گفتش که اینستنس آف هست و زمان اجرا انگار تایپ اینها یکی شده بود. یکی از کارهایی که زمان کامپایل یک فایل اسکالا انجام میده کامپایلر اسکالا کاری هست به اسم تایپ اریژر. کامپایلر بعد از انجام یک سری کارها از جمله تایپ چکینگ و اینجکت کردن ایمپلیسیت ها و تقریبا در فازهای پایانی کامپایل یک سری تایپ ها رو از کد اصلا حذف میکنن و اینها دیگه به زمان اجرا منتقل نمیشن و این عمدتا به خاطر محدودیت های جی وی ام و حتی توی خود زبان جاوا یک سری تایپ ها که در واقع همون جنریک تایپ های جاوا بودن اونها هم اریز میشن. توی اسکالا هم این تایپ پارامترهایی که داشتید به طور عادی اریز میشن و تایپ این اینستنس های اینر کلاس ها هم ریز میشن و زمان اجرا توی که انگار اون اینر کلاس مال کلاسه نه مال آبجکت. و دلیل ترو شدن ریزالت این اینستنس آف در واقع همون اریژر بعضی از تایپ ها هست توی فازهای آخری کامپایل و راه نیافتن این تایپ های خیلی اسپسیفیک تو زمان اجرا. توی اسکالا آبجکت رو میشه مثل کلاس تعریف کرد. آبجکت رو همونطور که جلسه قبل بهش اشاره کردیم، وقتی شما یک کلاسی دارید که صرفا یه اینستنس میخواهید ازش داشته باشید که در واقع این کانسپت همون پترن سینگلتون هست، توی اسکالا دیگه نیازی ندارید اول کلاس رو تعریف کنید بعد ازش اینستنس بگیرید و این کارها. میتونید مستقیم یک آبجکت رو اینطوری تعریف کنید مثل این آبجکت مینی که من اینجا تعریف کردم. آبجکت توی اسکالا خصوصا برای اینکه کامپتیبلیتی داشته باشه با جاوا یه تلفیقی از آبجکت که توی شیگرایی داشتیم و اون استاتیک متدهایی که توی کلاس ها داشتیم. این چیزی که الان میخوام بگم یه خورده زیرساختیه، اگه ندونید هم خیلی مهم نیست. این آبجکتی که شما توی اسکالا تعریف میکنید اینکه چطور تبدیل میشه به بایت کد های جی وی ام رو بذارید یه توضیح کوچیکی بدم. اتفاقی که اون پشت اسکالا زمان کامپایل داره انجام میده اینه که
یک کلاس دقیقاً با اسم آبجکتتون منتها با این تفاوت که دالر هم به انتهاش اضافه شده اسکالا در نظر میگیره به عنوان تایپ اون آبجکت. بعد این کلاس مصنوعی که درست کرده یک فیلد استاتیک داره به اسم ماژول دالر ساین که این هم مقدار داده میشه با یک اینستانس از مین و بعد متدهایی که شما نوشتید و همچنین که یک کلاس دیگه هم درست میکنه این دفعه دقیقاً هم نام با اون آبجکتتون و تمام متدهایی که داشتید به صورت استاتیک تو این کلاس میذاره ولی بدنه متدها تو این کلاس دومی در واقع کار رو دلیگیت میکنه با اون اینستنس سینگلتون کلاس اولی. این اپروچ به طور کلی به خاطر اینکه توی اسکالا ما استاتیک ممبر اصلا نداریم و برای کامپتیبلیتی داشتن با کتابخونه‌های جاوایی از یک همچین اپروچی استفاده شده. پس اسکالا کاری کردی که هم دنیا رو داشته باشه هم آخرت رو. الان اولا اون فول آبجکت اورینتد بودن زبونش رو حفظ کرده، در این حال که انگار اون استاتیک ممبرها رو هم اگه شما دوست داشتید به کلاسی اضافه کنید اینجوری میتونید توی یک آبجکت بذارید. خب من کل این قصه رو گفتم برای اینکه بگم شما میتونستید یک آبجکت تعریف بکنید هم نام با اون کلاستون و این اینر کلاس رو من اگه بذارم داخل این آبجکت که هم نام با کلاسه این اینستنس گیری هم دیگه از طریق این انجام میدادم و اینجا هم دیگه این دوتا به راحتی به هم دیگه اساین میشن چون تایپشون دیگه یکی میشد و این تایپ دیگه وابسته به اینستنس نبود. اینکه یک آبجکت هم نام میشه با یک کلاس این دوتا با هم همدم و رفیق میشن. اسم این آبجکت رو ما دیگه میذاریم کامپانین آبجکت این کلاس. اگه یادتون باشه توی جلسه قبل ما به این کامپانین آبجکت اشاره کوچیکی کردیم، گفتیم عملیاتی که مربوط به اینستنس کلاس نیست و میخواد حالت استاتیک داشته باشه شما میتونید داخل این کامپانین آبجکت رایج ترین حالت استفاده از این کامپانین آبجکت هم متد اپلایشه که ما یه اپلای تعریف میکردیم radius و دیگه اینستنس گیری رو مستقیما از طریق خود کلاس و کیورد نیو دیگه انجام نمیدادیم. یعنی اینجا به جای نیو سرکل مینوشتیم که این اپلای رو هم گفتم سینتکتیک شوگر اسکالا اجازه میده که ننویسید. اینجوری اینستنس گیری خورده خلاصه تر شد و علاوه اینکه میشد لاجیک اینستنس گیری رو خیلی پیچیده تر هم نوشت، مثل کاری که دقیقاً توی کالکشن ها انجام میشه. کامپانین آبجکت خیلی ویژگی های دیگه ای داره که در ادامه بهش اشاره میکنم، مثلا اینکه ایمپلیسیت های تایپ کلاس ها رو میتونید داخل کامپانین آبجکت بنویسید تا کامپایلر اسکالا خود به خود اینها رو پیدا کنه، که برای نوشتن اکستراکتورها برای کلاس هم دقیقا میشه متد آن اپلای توی کامپانین آبجکتش رو پیاده‌سازی کرد و چیزهای دیگه. برای محدود کردن دسترسی به فیلدها و متدهای کلاس توی اسکالا هم مثل سایر زبانهای برنامه‌نویسی اکسس مودیفایرها رو داریم. اگه از هیچ اکسس مودیفایر استفاده نکنید بای دیفالت همه فیلد ها و متد ها پابلیک هستن. حالتی یه خورده محدودترش پروتکتد هست که اکسس ها به این فیلد یا این متد رو محدود میکنه به ساب کلاس ها. اکسس مودیفایر پرایوت رو هم توی اسکالا داریم که این یه خورده تریکیه. پرایوت خالی نوشتن یعنی اینکه این ممبر فقط از داخل اون کلاس قابل دسترسیه. اینجا میبینید که با پرایوت کردن اون فیلد توی این متد مین که خارج از اسکوپ اون کلاس هست کامپایلر الان به ما ارور داده و میگه که این فیلد اینجا این هست. این متد اد نوشتم که یک سیرکل دیگه که اسمشو گذاشتم that داره میگیره و ورجی سیرکل جدید داره درست میکنه که شعاعش radius this و radius that مجموعشونه. الان این کامپایل ارور نداره، یعنی این پرایوت که من نوشتم باعث شد که مستقل از اینستنس مادام که داخل اسکوپ کلاس هستم بتونم به این فیلد اکسس داشته باشم. ولی اگه جلوی این پرایوت یک براکت باز و بسته کنید و داخلش بنویسید this، دسترسی به این فیلد دیگه محدود میشه فقط به همون اینستنس. و اینجا من کامپایل ارور گرفتم چون نمیتونستم به این فیلد توی اینستنس دیگه دسترسی داشته باشم. یا حالت دیگه پرایوت اینه که شما دسترسی به این فیلد رو محدود بکنید به یک پکیج. الان کلاس سیرکل داخل پکیج سشن O2 که خود پکیج سشن O2 داخل پکیج نیما تروه و این دوباره داخل این پکیج و الاخر. اسکالا به شما این اجازه رو میده که دسترسی به این فیلد رو محدود بکنید به یکی از این پکیج ها. مثلا اگه این فیلد رو محدود بکنم به پکیج نیما تروه، هر کلاس یا متدی که عضو پکیج نیما تروه هست یا عضو ساب پکیج های نیما تروه هست دیگه میتونه به این فیلد اکسس داشته باشه. یه نمونه سرعتی درست کنم. آبجکت مین 2 پکیج این آبجکت رو میکنم سشن 3. اینجا آبجکت مین 2 که توی پکیج سشن 3 بود چون همچنان زیر مجموعه پکیج نیما تروی بود اجازه داشت که به اون فیلد اکسس داشته باشم. داخل یک کلاس شما میتونید یک متد ابستراکت هم داشته باشید که پیاده سازیش نکنید، مثلا گرفتن قطر این دایره. سیگنیچر متد رو مینویسید و بدنش رو نمینویسید و کیورد ابستراکت رو پشت اسم کلاس
دستتون بذارید. این اینستنس گیری ها الان تبدیل شد به کامپایل ارور، چون تا زمانی که اون متد پیاده سازی نشه نمیشه از این کلاس اینستنس گرفت. در واقع الان یک ساب کلاسی از این سیرکل باید درست کرد که اون متد رو پیاده سازی کنه. ساب کلاس گیری به این صورت که شما کلاستون رو تعریف بکنید و جلوش بنویسید extends، بعد اسم کلاس abstract یا اینترفیس رو بنویسید. شما وقتی یک کلاس رو extend میکنید باید اون primary constructorش رو هم همونجا صدا بزنید، یعنی همینجا من باید radius رو بهش بدم و قاعدتا برای اینکه اینجا شعا داشته باشم که به این بدم باید توی primary constructor این sub class هم اون شعا رو بگیرم، اون متد abstract رو نیازه که من اینجا پیاده کنم. اون درست شد، اینجا اینستنس گیری ها رو از طریق اون ساب کلاس انجام بدم. وقتی یه متد ابستراکت رو پیاده سازی میکنید داخل ساب کلاس، همون متد رو با همون سیگنیچر مینویسید و این بار بدنه هم بهش میدید. وقتی که شما یک متد ابستراکت رو ایمپلیمنت میکنید الزامی وجود نداره که کیورد اوورراید رو پشت متد بذارید، ولی اگه بذارید هم خطایی نمیگیره. علاوه این مزیت که وجود داره اینه که اگه اسم متد رو من اشتباه بنویسم و اوورراید پشتش باشه، اینجا یک کامپایل ارور میگیرید که اصلا چنین متدی وجود نداشت که بخواید اوورایدش بکنید. در این حال میتونه بدی هم داشته باشه. اینکه اگه شما قصدتون این بوده باشه که فقط و فقط یک متد ابستراکت رو پیاده سازی بکنید، بهتره که اوورراید رو پشت متد ننویسید، که در اون صورت اگه متد سوپر کلاس خودش بادی داشت اون وقت شما خطا میگیرید و بهتون میگه که باید اوورراید بذارید. پس بسته به موقعیت و صلاح دید خودتون اوورراید رو بذارید یا نذارید. یک راه اینستنس گیری از کلاس ابستراکت این بود که یک ساب کلاس براش درست کنیم که کانکریت باشه، یعنی همه متدها رو پیاده سازی شده داشته باشه و بعد از اون اینستنس بگیریم. یه راه دیگه اینه که هر جا که لازم بود اینستنس بگیری همینجا یه کرلی براکت جلوی عبارت نیو سرکل باز بکنید و داخلشون متدی که ابستراکت بود رو پیاده سازی بکنید. اینجا کاری که توی بک گراند داره انجام میشه اینه که دقیقاً یک ساب کلاس داره تعریف میکنه و اون ساب کلاس اسم نداره و انانیمسه و بعد از اون اینستنس داره میگیره، یا هم که از سینتکس خود آبجکت استفاده بکنید. به این صورت که اینجا من براتون نوشتم. تعریف کردن یک آبجکت خیلی شباهت داره به همون تعریف کردن یک کلاس، منتها با این تفاوت که پارامتر دیگه نمیگیره آبجکت و پارامترهای اون ابستراکت کلاس رو کانستنت اینجا بهش میدید. من اینجا اشتباهی کردم، خروجی متد ابستراکت رو صریحا ننوشتم. اگه چی ننویسید یونیت فرضش میکنه. همونقدر راحت که با متغیرها میشد کار کرد، میبینید که با این آبجکت هم میشه کار کرد. این رو هم دقت داشته باشید که این آبجکت داخل این متد تعریف شد و اسکوپ دسترسی به این آبجکت هم داخل این متد فقط هستش. اینجوری تمیزسازی بکنیم. بریم سر مبحث اینترفیس و تریت ها توی اسکالا. از اینترفیس تا کلاس کانکریت رو یک تیف تصور بکنید و وسط این تیف دو تا مرحله جدید رو ما می‌خوایم تعریف بکنیم. اینترفیس به طور کلی یعنی فقط دیکلریشن، یعنی صرفا بگید که این فیلدها وجود داره و این متدها وجود داره، ولی اینها کانکریت نیستن، یعنی متد بدنه نداره و اون فیلد هم در واقع مقدار نداره، فقط دیکلریشن. یه مرحله بعد از اینترفیس تریت ها هستن. تریت رو میشه اینترفیسی گفت که متدهاش میتونه بدنه هم داشته باشه. یه مرحله بعد از تریت میکسین هست. میکسین رو میشه اینترفیسی گفت که متدهاش بدنه میتونن داشته باشن و پراپرتیاش هم کانکریتن، یعنی میتونن واقعا یک جا از حافظه رو بگیرن و روشون ست و گت بکنن. بعد از میکسین میتونیم ما بگیم ابستراکت کلاس رو داریم که متدهاش در واقع میتونن بدنه داشته باشن یا نداشته باشن، فیلدها و پراپرتی هم کانکریت هستن. علاوه بر این چیزایی که میکسین داره، ابستراکت کلاس میتونه کانستراکتور هم داشته باشه و پارامتر بخوره، و بعد از اون هم کانکریت کلاس رو داریم که متدها الزاما بدنه دارن، پراپرتی هم الزاما کانکریتن و قطعا هم کانستراکتور داره برای اینستنس گیری. اگه با جاوا بخوایم مقایسه کنیم، جاوا هم اینترفیس داشت، ابستراکت کلاس داشت و کانکریت کلاس هم که داشت. توی جاواش به طور محدودی تریت ها هم تقریبا وجود داشتن، چون اینترفیس ها متدهایی داشتن که این متدها بادی هم به صورت دیفالت میتونستن داشته باشن. توی جاوا دیگه کانکریت فیلد دیگه حداقل توی اینترفیس ها نمیتونستیم داشته باشیم، ولی توی اسکالا این رو داریم. تریت پروگرامینگ به طور کلی پارادایم هم هست، اینکه ما یک تایپ داریم و رفتارهای مختلف رو ما از طریق تریت های مختلف به این تایپ اضافه میکنیم. مثلا فرض کنید ما کلاس هیومن انسان رو داشته باشیم و تریت راه رفتن رو بهش اضافه بکنیم یا تریت دست زدن رو بهش اضافه بکنیم. میکسین علاوه بر این که متدهاش میتونستن بدنه داشته باشن، پراپرتی کانکریت هم دارن. پس به کمک میکسین میشه یک کلاس رو خورد کرد به چند میکسین و اینها رو یه جورایی با هم میکس کرد و اون کلاس اصلی رو انگار مشتق کرد ازش. دقت کنید که این تیکا و این خورده ها میتونن به هم دیگه وابسته هم باشن. برای مثال یک انسان رو فرض کنید خورد کنید به اجزایش، بگیم دست داره، پا داره، سر داره،
دست وابسته هست به سر، چون از سر داره دست دور میگیره، پا هم همینطور، و به این صورت اینها رو به هم چسبون و یک آدم ازش مشتق کرد. به کمک تریت اسکالا هر سه تا این کانسپت ها رو میشه درست کرد. یک نمونه رو بیاید با هم بررسی کنیم. مثلا اینترفیس شیپ رو تعریف بکنیم برای سیرکل. من یک تریت شیپ تعریف میکنم که فقط سیگنیچر متدا رو داره و متدهاش بادی ندارن، پراپرتی هم که نداره. میگم شیپ یک محیط داره از نوع دابل و بدنه هم به این نمیدم. این تریت در واقع یک اینترفیس هست. حالا توی کلاس سیرکل میام میگم شیپ رو اکستند بکن و برای اون متد هم باید بدنه بدیم. این تریت رو ما اینجا در نقش اینترفیس استفاده کردیم. اجازه بدید بررسی کنیم که این تریت اسکالایی رو چطوری میشه واقعا در نقش یک تریت به عنوان یک رفتاری که اضافه میشه به یک کلاس استفاده کرد. من یک تریت تعریف میکنم، پرینتبل. رفتاری که این اضافه بکنه رفتار مثلا پرینت باشه، پیسیج رو چاپ بکنه. الان این رفتار پرینتبل شیپ رو بخوام به کلاس سیرکل اضافه بکنم، کافیه جلوش بنویسم بوید پرینتبل شیپ. الان اگه اینستنسی از سیرکل بگیریم، میبینید که اون رفتار بهش اضافه شده، پرینت. این در واقع الان هیچ اطلاعاتی از شیپ رو پرینت نمیکنه و خیلی خوب نیست. ما میتونیم بگیم این تریت اون شیپ رو اکستند بکنه که اینجا حداقل بتونیم از اون متد و رفتار اریاش استفاده بکنیم. حالا اینجا دیگه میتونیم بگیم اینجا چون printable shape رو extend میکرد، تونستیم از متد area استفاده کنیم که اطلاعات کامل تر بیرون بدیم. این extend کردن دقیقا مفهوم وراثت توی شیء‌گراییه. توی شیء‌گرایی میگن از وراثت وقتی استفاده بکنید که حتما و حتما رابطه is a بین دوتا کلاس یا اینترفیس یا هر چیزی برقرار هست. مثلا فرض کنید ماهی fish حتما یک حیوانه، یعنی fish is an animal، یا چیزی که اینجا ما داریم circle is a shape، یعنی حتما یک رابطه ماهیتی بین اینها وجود داره. یک تریت دیگه من اینجا ایجاد میکنم، printable circle، و با این printable circle میخوام اطلاعات بیشتری از یک دایره رو چاپ بکنم. الان printable circle نمیشه گفت is a circle. اگه ما تو این تریتمون میومدیم خود سیرکل رو اکستند میکردیم، دو تا مشکل وجود داشت. یکی این که اولا اون اصل شیء‌گرایی خوب رعایت نکردیم، چون printable circle is a circle نیست. چون این تریت یک رفتاره که میخواسته به سیرکل اضافه بشه، نه اینکه این تریت is a circle. خب این مشکل فلسفیش بود. دومین مشکلی که وجود داره اینه که به صورت حلقه اینا به هم وابسته شدن، یعنی printable circle داره سیرکل رو اکستند میکنه و خود سیرکل هم اینجا داره دوباره printable circle رو اکستند میکنه. یه قدم که برای حل این قضیه میشه برداشت اینه که خود سیرکل بگیم این رو اکستند نکنه، override رو هم از پشت این برداریم و اینجا موقع اینستنس گیری این تریت رو بهش اضافه بکنیم. اگه این سیرکل رو بخوایم خیلی استفاده کنیم، قاعدتا دلمون نمیخواد که همیشه برای اینستنس کریون وید رو بهش اضافه بکنیم و بعد تریت رو. اینجا یه کار دیگه هم میشد کرد. من اینها رو برگردونم به حالت اول. اینجا تریت میتونه سیرکل رو اکستند نکنه که الان اون مشکل فلسفیمون هم دیگه حل شد. الان نیاز داریم که اطلاعات سیرکل رو یه جوری تو این تریت هم بگیریم، یعنی باید بگیم که این تریت وابسته هست به اون سیرکل و فقط میتونه به چیزی اضافه بشه که حتما یک سیرکل هم باشه. اینجا یه سینتکس عجیب غریبی اسکالا داره به اسم سلف تایپ. اینجا برای اینکه بگیم تریت ما حتما باید میکس بشه با یه چیزی که سیرکل هم هست، سلف تایپ مینویسیم و این اوورراید رو هم باید دوباره برده. اینجا ما یک محدودیت وابستگی گذاشتیم و این تریت فقط میتونه با ابستراکت کلاس، کلاس یا تریت هایی جوین بشه که حتما این نوع هم داشته باشن. اینجا اولا میتونیم از اینترفیس این تایپ استفاده کنیم، یعنی سیرکل اگه رادیوس داشت داخل این تریت میتونیم از رادیوس استفاده بکنیم و همچنین که اینجا هم اجازه داریم دیگه این رو اتچ بکنیم مثلا به سیرکل این تریت رو. یه نمونه از میکس نشدن رو بذارید همینجا بنویسم، مثلا یک کلاس مربع یا اسکوئر رو تعریف کنم. ببینیم اگه اون تریت رو وصل کنیم به اسکوئر چی میشه. اینجا یک کامپایل ارور بهتون میده و میگه که کلاس اسکوئر با اون سلف تایپ سیرکل همخوانی نداره. من میخورده خلوت شه اینجا. یک مثال هم از میکسینگ بزنیم، یعنی تریتی داشته باشیم که توش استیت هم نگه میداره و در واقع کانکریت فیلد داره. من الان میکسین 3D خطی رو تعریف کردم که وابسته هستش به شیپ، پس فقط با چیزی میتونه میکس بشه که یک شیپ حداقل باشه، یعنی یک اریا داشته باشه. حجم سه‌بعدی خطی منظورم یک شیپیه که در راستای محور زد کشیده بشه. مثلا فرض کنید دایره رو اگه بکشیم یک استوانه به اون میده. پس میگیم لینیر 3D به شیپ وابسته هستش، جدا از اون یک فیلد هایت هم داره که اون ارتفاع رو مشخص میکنه. حالا با داشتن یک مساحت و یک ارتفاع میتونیم حجم رو هم حساب بکنیم که فرمولش هم به این صورت میشه. الان ما با میکس کردن سیرکل و لینیر 3D میتونیم یک سیلندر یا یک استوانه درست بکنیم.
برای پرایمری کانستراکتور این سیلندر یک شوها اون دایره زیرش رو احتیاج داریم. یک هایت هم باید توی پرایمری کانستراکتورش بگیریم که در واقع این رو مقدار دهی بکنیم و این باید اکستند بکنه سیرکل رو و اینجا هم لینیر 3D رو باش میکس میکنیم و پارامتر شوهای دایره رو هم از روی شوهای این سیلندر میدیم. این بدنه ای هم نیاز نداشت میتونستیم نذاریم. برای امتحان میتونیم یک سیلندر بسازیم، والیوم رو هم روش صدا کنیم. اینجا میتونیم دوباره از میکسین لینیر 3D استفاده کنیم برای درست کردن یک مکعب و اینطوری هم میشه لینیر 3D رو میکس کرد با اسکوئر و یک مکعب هم درست کرد. این بحث رو اینجا نگه داریم و بریم سراغ تایپ پارامتر. چند نمونه از کلاس های جنریک رو تو جلسه قبل با هم دیدیم. برای مثال خود کلاس لیست که وقتی میخواستیم یک لیست تعریف بکنیم نوع عناصرش رو به صورت تایپ پارامتر به تایپ خود لیست میدادیم. یه نمونه دیگه که دیدیم تاپل ها بودن که تایپ هر عنصر به عنوان تایپ پارامتر به تاپل داده میشد. مثلا تاپل یکی شما میگفتید که عنصر اولش از نوع اینت باشه. تایپ پارامتر رو داخل برکت و جلوی اسم متد یا جلوی اسم کلاس تعریف میکنن. برای مثال من تاپل یه دونه ای رو بازنویسی میکنم، جلوی اسم کلاس براکت باز و بسته میکنم و داخل این میگم که یک تایپ رو از یوزر باید بگیریم. اسم اون تایپ رو ما میذاریم تی و اون عنصر اول رو توی پرایمری کانستراکتور از یوزر میگیریم. این دقیقا تاپل یک هست که ما نوع عنصر اول رو به صورت تایپ پارامتر روی کلاس گرفتیم. میتونیم داخل کانستراکتور یا بدنه کلاس هر جایی بخوایم از تایپ تی استفاده بکنیم. متد رو هم به همین نحو میتونید با تایپ پارامتر تعریف بکنید. فرض کنید یک کامپنین آبجکت ما برای این تاپلمون درست بکنیم. متد اپلای بذاریم. هدف اون الان اینه که یک تک عنصر بگیریم و یک تاپل از روش بسازیم. یک تایپ تی از کار برمیگیریم و بعد یک عنصر ازش میگیریم. خروجی هم یک تاپل باید بسازیم. از این اپلای اجازه بدید استفاده کنیم. نحوه استفاده کردن از اون تابع اپلای جنریکی که نوشتیم هم اینطور هستش که باز اپلای رو میتونیم ننویسیم. اولین پارامتر متد اپلای یک عنصر بود از نوع تی و یک تایپ پارامتر هم داشتیم که از نوع همون تی. پس شما وقتی اینجا یک رو به عنوان پارامتر بهش بدید میتونه حدس بزنه که تی شما همون اینته. پس میتونید اینت رو دیگه اینجا ننویسید و خودشون رو استنتاج کردن. در مورد خود کلاس هم همینطور بود. یعنی اینطوری از کلاس ما اینستنس میگرفتیم ولی از روی این اولین پارامتر پرایمری کانستراکتور این تایپ رو خودش استنتاج میکنه و میتونید ننویسید. پس وقتی شما یک تایپ رو به عنوان پارامتر میخواهید بگیرید روی متد یا روی کلاس به این صورت بگیرید تایپ رو و حالا دیگه میتونید پارامترها رو از نوع اون تایپ داشته باشید و روش کار انجام بدید. فقط اینجا هیچ محدودیتی رو تایپ تی وجود نداره. یعنی الان هیچ فرضی رو تی نمیتونید بکنید که اینت استرینگ هر چیزی ممکنه باشه. اگه بخواید روی این تایپ فرض انجام بدید باید این متغیر تایپی رو باوند کنید. اگه بخواید این تی حتما ساب کلاس یک تایپ دیگه ای باشه اون وقت باید روش آپر باوند بذارید. این آپر از کجا میاد؟ وقتی کلاس دایاگرام رو شما رسم میکنید سوپر کلاس بالا میره و ساب کلاس پایین میاد دیگه. آپر باوند گذاشتن به معنی اینه که شما یک سوپر کلاس برای این تایپ تی تون تعیین میکنید. پس میگید تی حتما باید ساب کلاس اون سوپر کلاس باشه. برای مثال اینجا من میتونم بگم تی حتما ساب کلاس اینت باشه، یعنی من آپر باوند اینت روش گذاشتم. تو این نقطه از برنامه خطا به وجود میاد. چرا؟ چون اینجا تایپ پارامتری که ما برای متد اپلای گرفتیم هیچ محدودیتی نداره، ولی تایپ پارامتری که اینجا برای ساختن کلاس با کیورد نیو لازم داریم این آپر باوند اینت داره. پس تایپی که اینجا برای متد اپلای گرفتیم هم بگیم که حتما ساب کلاس اینت باشه. مشکل کامپایل رفت. حالا اگه آپر باوند رو می‌خواستم بکنم استرینگ من باید از اینجا ایراد بگیرم. اینجا ایرادی میگیره اینه که میگه تایپی که اینفر کرده اینجا در واقع اینت شده و این تایپ اینتی که اینفر کرده همخونی نداره با باوند این که از نوع استرینگ بوده، چون اینت ساب کلاس استرینگ که نیست. من اینها رو برگردونم به اینت که کامپایل بشه. همونطور که میشه آپر باوند گذاشت میشه لوئر باوند هم گذاشت. کافیه اینت فلش رو برعکس کنیم. معنی لوئر باوند اینه که تایپ تی توی کلاس دایاگرام باید بالای اینت باشه، یعنی تی باید سوپر کلاس اینت باشه. میشه هم لوئر باوند گذاشت و هم آپر باوند گذاشت. اول لوئر باوند رو باید بنویسید و بعد آپر باوند رو بنویسید. آپر باوند اینی که من نوشتم هیچ جا نقض نمیشه، چون اینی جد بزرگ همه کلاس ها توی اسکالا هستش و همیشه سوپر کلاس همه چیز هست. صرفا برای آشنایی با سینتکس این رو اینجوری نوشتم. فرض کنید یک ترید داریم انیمال و یک ساب کلاس انیمال هم داریم کت. باوند های تاپل رو هم برداشتم. خب اینجا ما میدونیم که کت در واقع ساب کلاس انیماله.
حالا اینکه تاپل کت و تاپل انیمال رابطه وراثتی با هم داشته باشن یا نداشته باشن رو شما باید تعیین بکنید. حالتی که تایپ رو همینطوری تی نوشید و هیچ علامت گذاری خاصی روش نکردید بهش میگن حالت اینوریانت و تاپل کت و تاپل انیمال هیچ نسبت وراثتی با هم ندارن. من یک اینستانس از تاپل کت و یک اینستانس از تاپل انیمال درست کردم و همونطور که میبینید الان هیچ کدوم با اون یکی اساین نمیشن. چرا؟ چون هیچ رابطه وراثتی بین اینها نیست. توی این مورد خاصی که الان ما نوشتیم، یعنی مورد تاپل، رابطه وراثتی مستقیم هست، چیزی که توی عالم تایپ پارامترها بهش میگیم کووریانت. یعنی تاپل کت ساب کلاس تاپل انیمال هست، یا به عبارت دیگه اینستانس تاپل کت رو میشه گذاشت توی اینستانس تاپل انیمال. یعنی حداقل این عبارت باید جواب بده. اینجا اگه یک پلاس پشت این تی بذاری، یعنی اگه تی 1 ساب کلاس تی 2 باشه، تاپل تی 1 هم ساب کلاس تاپل تی 2 هست و با گذاشتن اون پلاس کامپایل ارور این عبارت رفت، ولی این عبارت هنوز کامپایل ارور داره. اگه اینجا پشت این تی 1 منفی بذارید، اگه تی 1 ساب کلاس تی 2 باشه، تاپل تی 1 سوپر کلاس تی 2 و این پایین هم همونطور که میبینید کامپایل ارور جاش برعکس شد، یعنی عبارت اول الان صحیحه و دومی کامپایل ارور داره. کانتروویریانت شاید یه مقدار نامحسوس باشه. تصور کردن کووریانت ها معمولا راحت تر از کانتروویریانت ها هست. یک مثالی که برای تصور کردن راحت تر کانتروویریانت ها میشه استفاده کرد و روی سایت خود اسکالا هم هست، فانکشن ها هستن. برای مثال کت رو میتونید تصور بکنید که ساب کلاس انیمال هست و این کاملا رابطه ایز ا هست، یعنی هر کاری که انیمال انجام بده کت هم انجام میتونه بده. ولی اگه شما یک فانکشن تک آرگومانه تعریف بکنید، مثلا پرینتر، دیگه پرینتر کت ساب کلاس پرینتر انیمال نمیشه، بلکه برعکس میشه. چرا؟ چون هر چیزی که بتونه یک انیمال رو چاپ بکنه قاعدتا یک کت رو هم میتونه چاپ بکنه، ولی برعکسش صادق نیست. یعنی هر چیزی که بتونه یک کت رو چاپ بکنه قاعدتا انیمال رو نمیتونه، مثلا داگ رو نمیتونه. برای همین رابطه ایز ا برعکس میشه. به عبارت دیگه پرینتر انیمال is a printer cat و فراتر. و اگه سیگنیچر تریت فانکشن یک رو توی لایبرری خود اسکالا نگاه بکنید، خواهید دید که تریت فانکشن یک و تایپ آرگومان اول فانکشن رابطهشون با هم کانتروویریانت هست. خب تایپ پارامتر هم همین بود و خیلی چیزی بیشتر از این نیستش. مثال قبلیمون رو بذارید یکم ساده کنیم دوباره. یه محدودیتی که تریت شیپ و کلاس اسکوئر و سیرکل ما الان اینجا دارن اینه که با تایپ دابل فقط دارن کار میکنن. مثلا مساحت دایره اینجا با یک دقت مشخصی داره حساب میشه، چون اساسا ساختمان داده دابل تا یه حدی میتونه بهتون پرسیژن بده. همچنین دابل خودش یه ماکسیمم ولیو داره و از اون بزرگتر دیگه نمیتونید محاسبه انجام بدید. یک ساختمان داده اسکاله که اینجا میتونه به شما کمک بکنه ساختمان داده بیگ دسیمال هست. کار با بیگ دسیمال تقریبا راحته، یعنی میتونید یک بیگ دسیمال یک درست کنید به همین راحتی. یا اینکه اگه عدد خیلی بزرگی دارید یا ارقام اعشار خیلی زیادی داره در قالب استرینگ بهش بدید و این در خودش نگه می‌داره. به عنوان پارامتر دوم اگه بخواید میتونید یک math context بهش رد بکنید و اینجا میتونید بگید که تا چند رقم براتون محاسبه ها رو انجام بده. خب چیزی که الان ما میخواییم اینه که شیپ رو تایپش رو بتونیم اگه بخواییم بیگ دسیمال هم بذاریم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که یک تایپ پارامتر تی رو برای شیپ بذاریم و اریا رو دیگه محدود نکنیم به دابل، بگیم با تایپ تی برگردون. الان تمام ساب کلاس ها هم تحت تاثیر قرار میگیرن. اسکوئر هم باید تایپ پارامتر تی داشته باشه و شیپ تی رو اکستند کنه، سایدش از نوع تی میشه، رادیوس این هم و سیرکل هم به همین صورت. الان مشکلی که به وجود اومده اینه که تایپ تی هیچ محدودیتی نداره، یعنی حتی ممکن استرینگ هم باشه. برای همین این اپراتور ستاره دیگه معنی نداره، معلوم نیست که چی هست که اصلا بخواد ضرب بکنه. و حتی اینجا خود عدد پی هم دابله، یعنی اگه تایپ تی رو ما بیگ دسیمال گرفتیم باید بتونیم که عدد پی رو در قالب بیگ دسیمال با هر پرسیژنی که دلمون میخواد بهش بدیم. پس اینجا ما نیاز به یک مکانیزمی داریم که به اسکالا بفهمونیم تایپ تی حتما باید این دوتا اپریشن رو ساپورت کنه. یک، عدد پی رو به ما بتونه بده. دو، عمل ضرب روی دوتا تایپ تی رو بتونه انجام بده. اینجا سوال برام مطرح میشه که تایپ تی رو ما میتونیم آپر باوندی براش بذاریم که این عملیات ها رو اون آپر باونده داشته باشه و بگیم تی کلاس اون باشه و مشکل ما حل بشه؟ یعنی حل این مسئله. و حتی در آینده ما تمایل داریم بتونیم تایپ های دیگه ای رو هم به این اضافه بکنیم. الان دو تا ما مسئله داریم، یکی اینکه دابل و بیگ دسیمال هیچ سوپر کلاس مشترکی ندارن که حالت عددی داشته باشه. دوم اینکه ما دلمون میخواد عدد پی
رو برای بیت دسیمال با پرسیژن بالا خودمون بهش بدیم. پس حالا ما نمیتونیم با تایپ باون اینجا یه تایپ بی داشته باشیم که این بی بین دابل و بیت دسیمال مشترک باشه، مگه اینکه یک تایپ جدید درست بکنیم که اون رپر دابل و رپر بیت دسیمال باشه و برای اینها یک اینترفیس مشترک بذاریم. با اون اینترفیس مشترک باید عمل ضرب رو برامون انجام بده، همچنین بتونه عدد پی رو تو اون تایپ به اون بده. برای اینکه این دو تا فانکشنالیتی یعنی گرفتن عدد پی و عمل ضرب رو بتونیم با تایپ تی انجام بدیم، راه حل های رایجی که وجود داره اینها است. راه حل اول یا مانکی پچینگ رو بیشتر در مورد زبان های داینامیک داریم. توی راهکار مانکی پچینگ کاری که انجام میشه به طور کلی اینه که اون جایی که به اون فانکشنالیتی اضافه نیاز بود، مثلا اینجا تو تابه اریا ما عمل ضرب رو احتیاج داشتیم روی تایپ تی، اینجا فرض میکنیم که عمل ضرب اصلا روی اون وجود داره و چون توی زبونهای داینامیک اینترفیس هم به طور کلی تعریف نمیکنیم، برنامه اجرا میشه و اگه اون متد ضرب وجود نداشته باشه زمان ران تایمی که شما خطا میگیرید. پس یه جورایی قبلش باید اطمینان حاصل بکنیم که همه اشیایی که به اون اریا میدیم روی پروتوتایپش ضرب رو تعریف کردیم. مشکل این روش به طور کلی اینه که خب اولا تایپ سیف نیست و همونطور که گفتم اگه ضرب روی اون آبجکت وجود نداشته باشه به عنوان متدها زمان اجرایی که شما خطا رو میگیرید. و مشکل دوم هم ناخوان بودن کد هست، یعنی ممکنه شما یه جایی ببینید یک متدی روی آبجکت فراخوانی شده و این متد نمیدونه کیو کجا این رو تعریف کرد. روش دوم که یکی از پترن های معروف شیرگرایی هم هست، پترن آداپتر هست که اینجا میشه استفاده کرد و بعضی وقتا هم بریج، ولی عمدتا آداپتر هست که اینجا استفاده میشه. اینجا عدد پی گرفتن و عمل ضرب رو داشتیم، یک اینترفیس تی تعریف میکنیم، تی که در واقع نماینده عددی هست که پی رو میتونه بهتون بده و ضرب رو انجام بده. اینجا مثلا من بیت دسیمال و دابل رو میخوام ساپورت بکنم و دو تا کلاس جداگانه درست میکنم، دابل ادپتر و بیت دسیمال ادپتر، که اون اینترفیس تی رو باید پیاده سازی بکنم. مرحله سوم برای مثال توی اسکالا اینه که اون تایپی که ما داشتیم آپر باوند تی رو روش میذاریم که یعنی ما مطمئنیم پی و ضرب رو ساپورت میکنه و بعد توی برنامه هم دیگه باید از اون ادپترها استفاده بکنیم. مشکل این روش هم تقریبا مشخص، اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه که ممکنه هر مرحله از برنامه بخواد اکسترا متد به این تایپ ها اضافه بکنه و هی باید آداپتر جدید بنویسه و ممکنه که آداپتر روی آداپتر روی آداپتر در نهایت داشته باشیم. بعضی از تایپ ها رو هم اصلا نمیشه اکستند کرد، مثل استرینگ توی جاوا و اسکالا، و اگه شما یک استرینگ آداپتر بنویسید اون آداپترتون توی سلسله مراتب کلاسی استرینگ دیگه جای نداره و دیگه همه جا نمیتونید اون آداپترتون رو دقیقاً جای استرینگ استفاده بکنید. جدا از اینکه این لایه لایه ها زمان اجرا رو افزایش میدن، همچنین میزان حافظه‌ای که برنامه‌تون مصرف می‌کنن رو خوب افزایش میدن. راهکار سوم تعریف تایپ کلاس. تایپ کلاس یک اینترفیسه که یک تایپ پارامتر تی می‌خوره و اون عملیاتی که لازم داشتید توی تایپ کلاس با یه حالت سرویس براش اینترفیس تعریف می‌کنید و پیاده سازی می‌کنید. برای مثال ما اینجا گرفتن عدد پی و عمل ضرب رو لازم داریم. یه تایپ کلاس می‌تونیم تعریف کنیم به اسم بیسیک مث با تایپ پارامتر تی. حالا از این اینترفیس ساب کلاس می‌گیریم، بیسیک مث دابل و بیسیک مث بیگ دسیمال. اینها رو پیاده سازی میکنیم و ازش اینستنس میگیریم. حالا اون متد اریا که داشتیم یا خود کلاس که مربع و دایره بود، اینها میتونن اینستنس این تایپ کلاس رو بگیرن به عنوان کننده کار، یعنی به عنوان ضرب کن و عدد پی بده. خوبی این روش اینه که مثلا به ازای هر آبجکت دابل دیگه نیازی نیست یک آبجکت آداپتر وجود داشته باشه، بلکه به ازای هر تایپ یک آبجکت انجام دهنده و کننده کار وجود داره. علاوه این که اگه جای جای مختلف بخوام فانکشنالیتی اضافه روی دابل تعریف بکنن، میتونن کاملا مستقل از هم عمل کنن و مثل آداپتر لایه لایه روی هم نمیافته. تنها بدی این روش اینه که یه پارامتر انگار به متد یا اون کانستراکتور کلاس هامون اضافه میشه، در واقع اون کننده کار رو دیگه باید بهشون پاس بدیم، که توی اسکالا اگه این پارامتر رو ایمپلیسیت بذاریم و کامپایلر خودش بتونه اینها رو پیدا بکنه، دیگه این مشکل هم برامون حل شده است. در ادامه بهتون نشون میدم که چطور این کارو انجام بدیم. اینجا که تایپ تیچ فرضیه روش نیست، ما می‌خوایم دو تا عملیات روش تعریف بکنیم، ضرب و اینکه عدد پی رو به ما بده. یه ترید تعریف می‌کنم، اسمش رو می‌ذارم بیسیک مث روی تایپ تی. دو تا عملیات ما می‌خوایم روی تی اضافه بکنیم، یکی اینکه عدد پی رو بده از تایپ تی، دوما ضرب بکنه عدد تی 1 از تایپ تی و عدد تی 2 از تایپ تی رو و یه خروجی بده که اون هم دوباره از تایپ تی. یک اینستنس از بیسیک مث رو بیاید برای تایپ دابل تعریف بکنیم.
الان ما یک آبجکت تعریف کردیم به اسم دابل بیسیک مت که اکستند میکنه بیسیک مت برای تایپ دابل رو که عدد پی رو مساوی با مت پی آی گرفتیم، مالتیپلای هم که همون ضرب معمولی میشه. برای بیگ دسیمال هم یک اینستنس بذارید ازش درست بکنیم. من پی رو با یک دقت بالایی از روی سایت اینترنتی پیدا کردم، اون رو اینجا پیست میکنم. خود بیگ دسیمال مالتیپلای هم داشت. اینجا بیسیک مت رو نیاز از یه طریق به این تابع اریامون برسونیم. یه راهش اینه که خود اریا پارامتر بگیره و دیگه ضرب رو از طریق اون بیسیک مت انجام بده. اینجا اگه بیسیک مت رو به عنوان پارامتر اریا بگیریم، سیگنیچر اون به هم میخوره. من ترجیح میدم بیسیک مت رو به عنوان پارامتر توی پرایمری کانستراکتور بگیرم. در مورد کلاس پایینی هم همین کار رو انجام بدیم. خب ما الان بیسیک مت رو به این اریا ها رسوندیم از طریق پرایمری کانستراکتور خود کلاس ها. اینا رو پاک کنم. تایپ این رو کردم دابل و دابل بیسیک مت رو به این دادم. در مورد این هم همین کار رو میتونم بکنم. این رو میشه با بیگ دسیمال هم الان نوشت و اینجا هم بیگ دسیمال بیسیک مت. اینجا میبینید که مساحت دایره رو بیگ دسیمال خب خیلی دقیق تر حساب کردم. تایپ کلاس تا زمانی که خودش با ایمپلیسیت ها وارد کار نشه و به صورت اتوماتیک تایپ کلاس خیلی نمیشه اسمشو گذاشت. یعنی اینجا باید طوری بشه که بیسیک مت رو خود کامپایلر بر اساس تایپ این سایده بتونه بگیره. یعنی اگه سایده از نوع دابل بود، خودت برو بیسیک مپ دابل رو پیدا کن و اینجکت بکن. توی این پرایمری کانستراکتور نمیشه که یه پارامتر ایمپلیسیت باشه یه پارامتر نباشه. توی هر پارامتر لیست کل متغیرهای ایمپلیسیت هستن یا نیستن. اینجا ساید رو که دیگه ما نمیخوایم ایمپلیسیت تعریف کنیم، میخوایم دستی خود طرف بگه که مثلا زل اسکوئر چنده. اینجا مفهوم کارینگ به کمک ما میاد که انگار دو تا پارامتر لیست میگرفت. یعنی اینجا رو ببندم. اینجا الان به کمک کانسپت کارینگ انگار دو تا پارامتر لیست داریم ما میگیریم که این دومین پارامتر لیست رو میتونیم همش رو ایمپلیسیت بگیریم. در مورد این دومی هم همینطور. الان اگه دستی پاس دادن این بیسیک مت ها رو پاک بکنیم و اینها رو ایمپلیسیت بکنیم، آیا خودش میتونه اینها رو اینجکت بکنه؟ اولین ارور که داریم میگیریم اینه که تاپ لول آبجکت میگه نباید ایمپلیسیت باشه. بهتر اینجا برای گذاشتن اینستنس های اولیه تایپ کلاس توی کمپانین آبجکتشه. الان تایپ ما بیسیک مت هست، یک آبجکت میتونیم تعریف بکنیم با همون نام و داخل این آبجکت ایمپلیسیت ها رو بذاریم. برنامه رو اجرا کنیم. خب اینجا خودش الان تونست اینجکت بکنه. یعنی اینجا که ما می‌خواستیم اینستنس بگیریم از کلاس، پرایمری کانستراکتور دو تا پارامتر لیست داشت به کمک کارینگ. یعنی اینجا میشد پارامتر دوم رو دستی داد. اینجا من کنترل پی رو زدم و لیست پارامترهای اون دومی لیست رو نشون داد. اینجا یک بیسیک مت از نوع دابل میخواست و این ایمپلیسیت بود. و وقتی ما اینجا اینستنس بیسیک مت دابل رو بهش ندادیم، خود کامپایلر گشت و اون رو اینجا گذاشت و نیازی نبود که دیگه ما صریحاً بنویسیم. اینجا یه سوالی مطرح میشه، اینکه کامپایلر کجاها رو میگرده برای اینکه ایمپلیسیت ها رو پیدا بکنه. این مواردی که اینجا میبینید رو از داکیومنتیشن رسمی سایت اسکالا براتون آوردم. کامپایلر اسکالا دو دسته متفاوت رو برای پیدا کردن ایمپلیسیت ها جستجو میکنن. دسته اول رو تو جلسه قبل هم کمابیش بهش پرداختیم. یعنی توی هر نقطه از برنامه که ممکنه یک ایمپلیسیت نیاز باشه، کامپایلر همه نقاط دیگه‌ای که از اون نقطه بهشون دید وجود داره، مثلا خودمون بلاک، بلاک بالاترش و همه اونها رو میتونه بگرده برای پیدا کردن ایمپلیسیت مناسب. مثلا توی موردی که اینجا ما داشتیم، کامپایلر برای اینجکت کردن این پارامتر ایمپلیسیت، بلاک هایی که از اینجا بهش دید هست رو دونه دونه میگرده. برای مثال برای اینجکت کردن این پارامتر ایمپلیسیت، اولین جایی که جستجو میشه خودمون بلاکی هست که عبارت توش هست که اینجا بلاک متد مین هست. به عبارت دیگه اگه اینجا من یک متغیر ایمپلیسیت از نوع بیسیک مت دابل داشتم، این رو اول اینجکت میکرد و به همین صورت بلاک های بالاتر یعنی اینجا هم جستجو میشه و از اینجا بالاتر هم نمیره، چون همونطور که دیدیم تاپ لول آبجکت ها نمیتونن ایمپلیسیت باشن. توی سطح اول ایمپورت ها هم بررسی میشن. یعنی اگه اون ایمپلیسیت رو صریحا شما اینجا ایمپورت بکنید، اینجا کامپایلر انگار با اون ایمپلیسیت دید پیدا میکنه و میتونه اون رو استفاده بکنه. این ایمپورت میتونه توی بلاک بالایی هم باشه یا اینکه تاپ لول هم باشه و در سطح خود فایل باشه. و قاعدتا اگه ایمپورتتون وایلد کارت هم باشه، یعنی دقیقاً یک ایمپلیسیت خاص رو ایمپورت نکنید، خب اونجا باز هم عمل میتونه بکنه. برای مثال بگیم کل اعضای آبجکت بیسیک مت رو ایمپورت بکن، هر جفت اینها اینجا دید پیدا میکنن و میتونه استفاده بشن. اینها سطح یک بودن. این نکته خیلی مهم اینجا وجود داره که توی هر سطح اگه دو تا ایمپلیسیت جداگانه بتونن وارد عمل بشن و در واقع یک کانفلیکت به وجود بیاد توی کامپایلر که ندونه از کدوم استفاده بکنه، شما ارور میگیرید و راهی برای کانفلیکت رزولوشن هم وجود نداره. پس باید خیلی دقت بکنید که هر ایمپلیسیت رو کجا دارید می‌نویسید. بعضی وقت‌ها یک وایلد کارت ایمپورت ممکنه دستتون رو کاملا ببنده. سطح دومی که کامپایلر می‌گرده برای پیدا کردن ایمپلیسیت‌ها
خیلی دیگه به اسکوپ ها و بلاک ها ربطی نداره، بلکه به تایپ ربط داره. برای مثال اولین مورد از این سطح دو کامپنین آبجکت های یک تایپ هست. برای مثال تو این موردی که ما داشتیم یک آبجکت از نوع بیسیک مت دابل از ما میخواست. اینجا دو تا تایپ مطرح هست، یک اون اکسپکتد تایپ یعنی بیسیک مت دابل، در واقع اون تایپی که از شما میخواد، دو اکچوال تایپ یعنی تایپ متغیری که شما اینجا مینویسید. اگه اینجا هیچی ننویسید مثل قبل، فقط اکسپکتد تایپ داریم و طبق اون قانون اسکالا توی کامپنین آبجکت اون اکسپکت تایپ ها رو میگرده. اکسپکتد تایپ ما بیسیک مت بود و کامپنین آبجکتش میشه آبجکت بیسیک مت و اینجا دقیقاً همین کیس بود که باعث شد اینجا بتونه اینجکت بکنه. یک مثال هم برای اکچوال تایپ بذارید بزنم. از اونجایی که من نمیتونم دابل و بیگ دسیمال رو اکستند بکنم، چون اینها کلاس های جاوایی هستن و به صورت فاینال هم تعریف شدن و فاینال کلاس ها رو هم نمیشه اکستند کرد، من یک تایپ جدید دلخواه برای اعداد تعریف میکنم. تایپ مای نامبر رو تعریف میکنم که یک عدد از نوع استرینگ رو داخلش داشته باشه. یک کامپنین آبجکت هم برای این تعریف میکنم و داخلش یک تبدیل ایمپلیسیت مینویسم که مای نامبر رو بگیره و تبدیلش بکنه به بیگ دسیمال. این آخرین عبارت رو به جای بیگ دسیمال میام از مای نامبر خودم استفاده بکنم. تایپ پارامتر کلاس اسکوئر یعنی این تی رو صریحا اینجا بهش میگم بیگ دسیمال، یعنی بهش اجازه نمیدم استنتاج بکنه. الان اینجا اولین پارامترمون که ضلع مربع رو میگرفتیم باش اکسپکتد تایپ بیگ دسیمال هست، ولی اکچوال تایپ مای نمبر هست. همونطور که خدمتتون عرض کردم کامپنین آبجکت اکچوال تایپ هم بررسی میشه برای ایمپلیسیت ها. اینجا اکچوال تایپ مای نمبر هست و کامپنین آبجکتش که پایینش تعریف کردم اینجا یک ایمپلیسیت داره. اول از همه برنامه ارجاع میکنیم ببینیم کامپایل ارور به اون میده یا نه و کامپایل ارور نداشت. یعنی اینجا بر حسب نیاز فهمید که مای نمبر رو باید تبدیل بکنه به بیگ دسیمال، به خاطر اینکه تایپ پارامتر رو قبلش صریحا بهش گفته بودم بیگ دسیمال باشه. اینجا یکی از اسکوپایی که گشت کامپنین آبجکت اکچوال تایپ بود و سیگنیچر این فانکشن ایمپلیسیت رو پیدا کرد که میتونست این تبدیل رو انجام بده و اون رو انجام داد. اینجا اگه از آیدی هم کمک بگیرید با آلتو اینتر، اونطور که جلسه قبل هم بهش اشاره کردم، تبدیل رو پیدا میکنه و سریع هم میتونه بهتون نشون بده. این مورد دوم خیلی پیچیده است و کاربردش هم خیلی کمه و همونطور که جلوش اشاره شده از این نسخه به بعد تازه به کامپایلر اسکالا اضافه شده. ولی بعد از این دو مورد یک مثال کوچیکی ازش رو بهتون نشون میدم. مورد سوم داره میگه که اگه این تایپ مورد بعد تایپ پارامتر یا تایپ آرگومنتس داشته باشه، همونطور که ما مثلا میگفتیم لیست استرینگ یا تاپل اینتو اینت، اون تایپ آرگومنت اون استرینگه یا اون اینته، اون هم به صورت ریکرسیو کامپایلر جستجو میکنه. یعنی اگه اون تایپ داخلی کامپنین آبجکت داشته باشه، اون هم برای ایمپلیسیت سرچ میشه تا بتونه تبدیل تایپ ها یا اینجکت پارامترها را انجام بده. تو این کیس خودمون اگه من بخوام از مای نمبر مستقیم برای تایپ مربع دایره استفاده بکنم، اینجا نیاز دارم که یک بیسیک مت مای نمبر رو به صورت ایمپلیسیت به این بدم. کاری که در مورد دابل و بیگ دسیمال کردیم این بود که ایمپلیسیت هاش رو توی خود کامپنین آبجکت بیسیک مت بذاریم. در مورد مای نمبر بیسیک متش رو نمیخوام اینجا بذارم و بیسیک متش رو داخل کامپنین آبجکت خود مای نمبر میذارم. الان اگه برنامه رو کامپایل بکنید خطایی نخواهید گرفت و ایمپلیسیت پارامتر که اینجا نیاز بود از کامپنین آبجکت تایپ آرگومنت این به دست اومد، یعنی از کامپنین آبجکت مای نمبر. اینجا اینتلیجی مثلا قول داده که ایمپلیسیت پارامترها رو هم میتونه بهتون نشون بده. کلیدش هم کنترل شیفت و پی است. اینجا اگه کنترل شیفت و پی رو بزنم اینتلیجی نمیتونه دقیقاً بفهمه که از کجا این ایمپلیسیت پارامتر پاس داده شده به این. پارسر آیدی اونقدر قدرت نداشت که تایپ پارامتر اسکوئر رو استنتاج بکنه که اینجا مای نمبر هست و به خاطر همون بود که نتونست کمک بکنه. ولی اگه سریع هم بنویسید و اینجا کنترل شیفت و پی رو بزنید بهتون میگه که پارامتر از کجا اینجکت شده، که در واقع این بود. مورد آخر هم از اسمش تقریبا مشخصه. یعنی اگه تایپی دارید که نستد هست، مثلا یک نستد کلاس، کامپایلر اون کانتینرش هم جستجو میکنه برای ایمپلیسیت ها. توی این مورد خاص من میتونم یک آبجکت بیرونی درست کنم، اینها رو توش قرار بدم. الان اگه هر دو ایمپلیسیت ها رو از داخل کامپنی آبجکت مای نمبر در بیارم و بذارم توی این آبجکت بیرونی، کامپایلر همچنان میتونه اینها رو پیدا بکنه. برگردیم سر این مورد دوم که کاربردش خیلی کم هست و از بقیه پیچیده‌تر هم هست. اگه یک آبجکت داشته باشید و یک متد رو روی این فراخوانی بکنید و آرگومان این متد آبجکت دیگه‌ای باشه از تایپ تی، تو این حالت کل تایپ تی، تو این حالت ایمپلیسیت اسکوپ تایپ تی برای خود این آبجکت هم میتونه عمل بکنه. واو، یک اپراتور جمع برای این مای نمبر رو میخوام تعریف بکنم و به این صورت پیاده سازیش میکنم که به این صورت هم قاعدتا قابل استفاده است. فرض کنیم خواستم برای چنین حالتی هم جواب بده. در مورد استرینگ البته نمیشه براتون توضیح میدم آخر سر چرا نمیشه. این رو در مورد اینت بیاید امتحان کنید. من میخواستم برای چنین کیسی هم جواب بگیرم.
یعنی کاری بکنم که یک ایمپلیسیتی این عدد رو تبدیل بکنه به مای نامبر بدون اینکه از اسکوپ سطح یک استفاده بکنم. اینجا این مورد دقیقاً به کار میاد. Implicit scope of an argument type. قبلا گفتیم که اپراتورها همون متد هستن توی اسکالا. یعنی این چنین حالتی است. مثلا این میشه آرگومنت این متد. مثلا اسکوپ تایپ مای نامبر میتونه اثر بکنه روی این آبجکت. اینجا یک ایمپلیسیت می نویسم که اینت رو تبدیل بکنه به مای نامبر و می بینید که کامپایل ارور از اینجا رفت. نکته مهم یک، قبل از اینکه هیچ ایمپلیسیتی اینجا عمل بکنه متد یا اپراتور پلاس روی یک باید وجود می داشت، یعنی ما به پلاس بعد از تبدیل نمیتونستیم صرفا اتکا بکنیم. یعنی ابتدا کامپایلر چنین چیزی رو دیده و متد پلاس رو دیده روی کلاس اینت، یعنی چنین چیزی، و بعد آرگومان ما رو دیده که از نوع مای نامبر بوده. اینجا قاعدتا اکسپکتد تایپ اینت بوده، یعنی یک اینت میتونه جمع بشه با یک اینت دیگه، ولی اکچوال تایپ اینجا چی شده؟ مای نامبر شده. حالا کل ایمپلیسیت اسکوپ اکچوال تایپ این متد میتونه اپلای بشه روی این آبجکت. اینجا از آیدی هم میتونید کمک بگیرید، آلت و اینتر رو بزنید و پروواید ایمپلیسیت. اینجا یادش میره اسم آبجکت رو بذاره که خودتون میتونید بذارید. و این هم مورد سخت دوم. شخصا دوست داشتم به جای اینت بتونم اینجا یک استرینگ هم بذارم، یعنی واسه چنین چیزی هم بتونم مثال درست کنم، ولی یک مشکل اینجا به وجود اومد. این آبجکت که استرینگ هست و متد پلاس هم فرض بکنید روی استرینگ تعریف شده، چون استرینگ اسکالا همون استرینگ جاواه و استرینگ جاوا هم متد پلاس نداره و اینجا هم ایمپلیسیت کانورژنی هم اتفاق نمیفته که بگیم استرینگ رپ میشه توی کلاس دیگه‌ای که اون کلاس متد پلاس رو داره. یعنی این پلاس خیلی دیگه اینترنالی کامپایلر داره همچین پلاسی رو تعریف میکنه. آرگومان متد پلاس استرینگ اینیه، یعنی هر چیزی میتونه باشه و اینجا ما بهش مای نامبر داده بودیم و خب قاعدتا مای نامبر هم مچ میشه با اینی. این که چطور استرینگ رو جوین میکنه با اینی از طریق اینه که اینی یک متد تو استرینگ داره، یعنی همه آبجکت ها یک تو استرینگ دارن و از طریق اون میتونن تبدیل بشن به استرینگ و برای همینه که میتونه این کانکاتنیشن رو انجام بده و دیگه اصلا نیازی نمیره ایمپلیسیتی اعمال بکنه روی این. و مشکل استرینگ کلا این بود و به خاطر همین روی اینت مثال رو نوشتم. یک نمونه ارور رو هم اجازه بدید با هم ببینیم. وقتی که یک ایمپلیسیت پارامتر از نوع تی نیاز هست و اون رو کامپایلر نمیتونه پیدا بکنه، برای مثال اینجا بیسیک متد دابل رو میخوایم، این رو کامنتش میکنیم بالا، وقتی کامپایل میکنیم چنین اروری رو میبینیم. Could not find implicit value از نوع basic map double. شما میتونید از طریق annotate کردن این اینترفیس این پیام خطای کامپایلر رو کاستومایز هم بکنید. اینترفیسی که داریم basic math هستش، برای خطای implicit not found میشه این trait رو علامت گذاری کرد. توی پیام خطاتون میتونید مقدار دقیق تایپ پارامتر t رو هم مشخص بکنید. به این صورت پیامی که الان من ست کردم روی implicit not found چنین الگویی داره. یک بار دیگه کامپایل میکنم و این بار دیگه ارور مسیج کاستومایز شدم اون رو نشون داد. یک کیوردی اسکالا داره، کیورد تایپ. ساده ترین کاری که با کیورد تایپ میشه کرد تایپ الیاسینگ یا اسم گذاری مجازی برای تایپ هاست. مثلا یک تایپی دارید که خیلی بلنده و چون چند جا دارید استفادهش میکنید میخواید یه اسم کوتاهتری موقتا براش بذارید. مثلا من یک تایپ تعریف کنم اینت اری و این رو مساوی میگیرم با اری اینت. الان یه اری میتونم تعریف کنم به این صورت و این دقیقا معادله با چنین چیزی رو نوشتن. یه کار جالبتر و پیچیده تری که با تایپ میشه کرد اینه که تایپ رو داخل یک trait یا یک کلاس تعریف بکنی و دیگه اونجا بهش نمیگیم تایپ aliasing، اونجا میگیم تایپ member. مثلا اینجا یک تایپ member تعریف میکنم تایپ p و اینجا دیگه مقدار دهیش نمیکنم، مقدار دهیش رو میذارم به عهده ساب کلاس های این شیپ. الان دیگه میتونم از تایپ p استفاده کنم برای سیگنیچر متد های فیلد ها. مثلا یک متد print من میذارم اینجا که خروجیش از نوع p باشه، ولی p هنوز مشخص نیست چیه. حالا توی ساب کلاس ها میتونید p رو هر چی میخواید بگیرید. مثلا توی square من p رو string میگیرم و print رو هم و اینجا خروجی پرینت رو هم از تایپ همون پی یا استرینگ دیگه باید بدم. توی سیرکل میتونید تایپ پی رو یک چیز دیگه مثلا اری بایت تعریف بکنید و اینجا خروجی پرینت هم با تایپ پی جدید که اینجا اری بایت باید همخونی داشته باشه. پس من این استرینگ رو با گت بایت تبدیل به اری بایت میکنم. توی این مورد خاص ممکنه که این سوال براتون پیش بیاد که تایپ پی رو میشد روی پارامترهای خود شیپ گذاشت، یعنی به این صورت، و دیگه از تایپ استفاده نکرد. حالا از چنین روشی هم میشد رفت. الان منتهی تفاوتی داره اینکه تایپ شیپ دو تا تایپ پارامتر داره، تی و پی، ولی تو حالت اول یه تایپ پارامتر بیشتر نداشت و اون هم تی بود.
الان فکر کنم میتونید حدس بزنید چه جایی از برنامهتون ممکنه تحت تاثیر این قرار بگیره. مثلا ممکن بود یک پارامتری از شیپ دابل رو یک جایی ایمپلیسیت میخواستید اینجکت بکنید و قبلا یک اینستانس شیپ دابل راحت پیدا میشد، ولی الان یه شیپ دابل تایپ دومش دیگه میتونه هر چیزی باشه. یعنی پیدا کردن اینستانس ها این یه جورایی انگار سخت‌تر میشه و دیگه دیزاین برنامهتون رو باید جوری تنظیم بکنید که اینستانس های ایمپلیسیت به ازای تایپ های موجود بشه. یک چنین سینتکسی رو توی اسکالا داشتن خیلی رایجه، برای همین یک سینتکتیک شوگر برای این هم تعریف کردم. اگه شما جلوی T1 دو نقطه بذارید و اسم تایپ کلاستون رو بنویسید، برای من اینجا بیسیک مت هست، اینجا انگار خودش یک کاری میکنه و یک پارامتر ایمپلیسیت اینجا به اسم ایوی دالرسان اضافه میکنه. یعنی دیگه نیازی نیست ما این رو اینجا بنویسیم. پس نوشتن این عبارت جلوی تایپ دقیقا مساوی است با نوشتن یک پارامتر لیست دیگه با این آرگومان ها جلوی پارامتر لیست اول. پس من این رو نمی نویسم و همون basic math رو اینجا می زنم. اینجا اگه بخوایم از اون instance و type class استفاده کنیم باید چیکار بکنیم؟ اینجا کافیه بنویسیم implicitly basic math t. این اون پارامتر implicit رو با ما میده. این implicitly اصلا چیز عجیب غریبی نیست، یک متد ساده است. بقدر ساده است که اگه متد رو ببینید شاید تعجب کنید. این یک متده که type پارامتر t رو داره میگیره به علاوه یک آرگومان که instance همون type و اون instance رو خروجی میده. چرا ما اینجا حالا از ایمپلیسیتلی استفاده کردیم؟ چون متغیر ایوی دالر ساین دقیقاً جلو چشم ما نیست و مستقیم نمیتونیم ایوی دالر ساین رو استفاده بکنیم و این ایمپلیسیتلی هم که همون ایوی دالر ساین انگار خروجی بهتون میده. پس اینجوری گرفتیمش. این کار رو برای پایینی هم میتونیم انجام بدیم. شاید ترجیح بدید از این سینتکتیک شوگر استفاده نکنید، کاملا بستگی به خودتون داره. از این مثال میشه اینطور نتیجه گرفت که تایپ کلاس وقتی به کار میاد که شما یک کلاس، یک آبجکت یا متدی داشتید که روی یک تایپ خاص داشته عملیات میکرده، مثلا فرض کنید روی دابل، و وقتی تایپ کلاس نیاز میشه که اون رو به شما بخواید جنرالایز کنید و تعمیمش بدید که رو هر تایپی بتونه کار بکنه. این کاربردیه که معمولا از تایپ کلاس خواهید دید و تو پروژهاتون استفاده میکنید. یعنی یه چیزی که وجود داره رو میخواید جنرالایز بکنید. معمولا یه سری عملیات های ابتدایی رو تعریف میکنن و اون کلاستون یک مخلوطی از این عملیات ها رو انجام میده و یک عملیات کامپلکس تر انجام میده. یک نمونه که توی بیس لایبرری اسکالا داریم متد سورتد روی کالکشن هاست. این اریه رو من دو عنصر دیگه بهش اضافه میکنم. کالکشن های متد دارن به اسم سورتد. به طور ساده ای بخوام توضیح بدم، یک آبجکت اوردرینگ بی داره از شما میگیره. نمونه این رو حتما تو زبان های برنامه‌نویسی مختلفی دیدید. یه نمونه اینستنس گرفتم از این اوردرینگ تا دقیقاً ببینید. یک تابع کامپر داره که دوتا عنصر مختلف با تایپ عناصر اون اری رو میگیره و با هم مقایسه میکنه و اینجا شما باید یک تابع پله بهش بدید. یعنی ایکس اگه بزرگتر از وای بود مثبت 1، مساوی بود 0 و اگه کوچکتر بود منفی 1 برگردونه. این اوردرینگ همونطور که توی سیگنیچر میبینید ایمپلیسیت هست. حالا اوردرینگ از کجا میاد؟ اینجا مثلا من اوردرینگ رو خالی میذارم، جلوش کنترل و شیفت و پی رو بزنید، بهتون میگه که این پارامتر داره کجا اینجکت میشه. چیزی که اینجکت میشه دقیقاً آبجکت اینت هست که آبجکت اینت هم توی کامپین آبجکت خود تریت اوردرینگ قرار داره. پس اینجا کدوم قانون رو داره استفاده میکنه؟ از قانون کامپین آبجکت آف تایپ. و اکثر موقع کسایی که لایبرری می نویسن از قانون کامپین آبجکت آف تایپ استفاده میکنن یا از ایمپلیسیت اسکوپ آف تایپ آرگومنتس استفاده میکنن. چرا؟ چون لول 1 داشتیم و لول 2، توی هر لول اگه دو تا ایمپلیسیت میتونستن عمل بکنن کامپایلر خطا میداد. ولی اگه یک لول 2 داشته باشید که معمولا توی خود لایبرری هست، شما توی برنامه خودتون میتونید اثرش رو خنسا کنید از طریق ایمپلیسیت هایی که خودتون تو برنامه‌تون نوشتین، اونها رو ایمپورت بکنید یا اینکه توی اسکوپتون یک ایمپلیسیت دلخواهتون رو تعریف بکنید. به طور کلی دو نوع ایمپلیسیت داریم: اینجکت پارامتر به صورت ایمپلیسیت و تبدیل تایپ ایمپلیسیت. دو حالت جزئی دیگه هم داریم که حالت خاصی از این دو مورد هستن. باز پارامتر ایمپلیسیت توی یک متد یا توی کانستراکتور زمانی که شما توی سیگنیچر متدتون آرگومان رو پشتش کیورد ایمپلیسیت بذارید. اینجا شما به یوزر دارید اجازه میدید که اگه دلش خواست پارامتر رو به صورت صریح اونجا بده و اگه نداد از کامپایلر کمک گرفته میشه تا یک اینستانس از اون تایپ رو پیدا بکنه و اونجا قرار بده به صورت اتوماتیک. کامپایلر این اینستانس رو با یک قواعد خاصی پیدا میکنه، ولی در کل موردهایی رو پیدا میکنه که اون متغیرها یا اون آبجکت ها اونها هم پشتش کیورد ایمپلیسیت نوشته شده باشه. پس فقط یک متغیر یا یک آبجکت ایمپلیسیت هست که میتونه جایگذاری بشه به عنوان یک پارامتر ایمپلیسیت و تایپ های اینا باید با هم بخونه. نمونه رایج ایمپلیسیت پارامتر که زمان کار با اسکالا خیلی داره انجام میشه متد های کالکشن ها هست.
که معمولا یک بیلدر رو به صورت ایمپلیسیت میگیرن که معمولا ما هم خیلی بهش نگاه نمیکنیم و برامون مهم هم نیست، چون کامپایلر خودش این پارامترها رو پیدا میکنه و میذاره جای مناسبش. حالت دوم ایمپلیسیت که توی جلسه قبل یک نمونهش رو نشونتون دادم، اگه یادتون باشه عبارت یک آنتیل ده بود که یک متد ایمپلیسیتی وجود داشت توی آبجکت پریدف که اینت رو تبدیل میکرد به ریچ اینت برای اینکه اون تابع آنتیله که ما نوشته بودیم معنی پیدا کنه. به طور کلی توی این نوع ایمپلیسیت یا یک متد یا یک پرایمری کانستراکتوری وجود داره که صریحا هم علامت گذاری شده ایمپلیسیت، که این داره در واقع یک تبدیل تایپ انجام میده از آ به بی. توی متد مشخصا تایپ آ تایپ آرگو و تایپ B تایپ خروجی متد هستش و توی پرایمری کانستراکتور یک کلاس تایپ B تایپ همون کلاس هست و تایپ A هم تایپ همون تک آرگومان پرایمری کانستراکتوره. اون دو حالت جزئی دیگه که گفتم، یکیش همون ایمپلیسیت پارامتره، منتها زمانی که پارامتر از نوع فانکشن باشه، یعنی به این صورت اصلا انگار ترکیب مورد اول و دومه. اون رو توی اسکالا بهش ویو هم میگن، ولی الان دیگه بد پرکتیس حساب میشه و اینجا ما ترجیح میدیم بهش نپردازیم و مهم نیست خیلی. حالت چهارمی هم وجود داره که اون هم باز حالت خاصی از مورد یک هست، بهش context bound میگن، که برای زمانیه که یک اینستنس از تایپ کلاس با تایپ آرگومنت A رو به صورت ایمپلیسیت میخوایم بگیریم. ساختار سلسله مراتبی تایپ های هسته زبان اسکالا و همچنین بررسی تایپ اینفرنس توی اسکالا رو با یه مثال کوچیک شروع کنیم. این یک کلاس دایگرام ساده است که من کشیدم. در بالاترین سطح شیپ یا شکل رو داریم، دایره ساب کلاس شکل، تراینگل یا مثلث هم همینطور. برای تراینگل دو تا ساب کلاس دوباره گذاشتم، مثلث متساوی ساقین و مثلث قائم الزاویه رو داریم به عنوان ساب کلاس های تراینگل و مثلث متساوی الاضلاع به عنوان ساب کلاسی از مثلث متساوی ساقین داریم. اون ساختار رو توی ادیتور هم اینجا نوشتم. یه متغیر خاص اینجا تعریف میکنم و تایپش رو صریحا نمیگم. با احتمال 50-50 میگم مثلث متساوی ساقین باشه یا اینکه مثلث متساوی الاضلاع باشه. اینجا الان این سوال مطرح میشه که تایپ سام تراینگل چی استنتاج میشه؟ همونطور که احتمالا خودتون هم میتونید حدس بزنید، فصل مشترکشون توی این کلاس دایگرام به عنوان تایپ و متغیر در نظر گرفته میشه. فصل مشترکشون دقیقا میشد خود آیسوسلیس تراینگل و اینجا من اگه آلت و مساوی رو روی متغیر بزنم به اون همین رو نشون میده. اینجا اگه به جای متساوی ساقین رایت تراینگل رو بزنم، تایپی که استنتاج میشه دیگه میشه تراینگل، یعنی فصل مشترک رایت تراینگل و اکویلترال میشه اولین سوپر کلاس مشترک که اینجا برابر هست با تراینگل. یه حالت دیگر رو بذارید امتحان کنیم. اولین سوپر کلاس مشترک بین عدد یک با تایپ اینت با یک عبارت از نوع استرینگ چی هستش؟ این فصل مشترک شد اینی. چند تا مثال دیگه هم میخوام بزنم که ذهنتون پر سوال شه و آماده شه که هایرارکی تایپ تو اسکالا رو یه نگاهی بهش بندازی. یه متغیر تغییرپذیر تعریف میکنم. تایپش قاعدتا استرینگه. تو اسکالا هم میشه آبجکت ها رو نال مقدار دهی کرد. اینجا این سوال میتونه پیش بیاد که اگه این متغیر رو از اول نال داده بودیم اون وقت چی میشد؟ اینجا تایپش استنتاج شد تایپ نال. آیا میشه تو این متغیر یک استرینگ رو ریخت؟ دیگه چنین کاری امکان پذیر نیست و به اون خطا میده که string ساب کلاس نال دیگه نیست. این رو کامنت میکنم. یه تابع خاص divide میخواییم بنویسیم. تقسیم روی صفر رو میشه خروجی داد بی نهایت یا هم که روی صفر اصلا یک exception throw کنیم. exception رو توضیح نمیدم چون قاعدتا تا الان باید دیده باشینش و میدونید چطوری کار میکنن و ما اینجا دیگه بهش نپردازیم. میگیم که اگه b مخالف صفر بود a تقسیم بر b رو برگردون، در غیر این صورت throw کن یک object exception با یه پیام خطا مثلا not defined. اگه O B از نوع دابل باشن، B هم صفر نباشه، تایپ این اکسپرشن قاعدتا میشه دابل. ولی اگه B صفر باشه، این هم خودش یک اکسپرشن هست دیگه، درسته؟ تایپ این چی میشه؟ اینجا اسکالا بابا میگه که تایپ این nothing هست. تایپ nothing خورده عجیب غریب به نظر میاد. چیزی که شاید عجیب تر باشه اینه که سوپر کلاس مشترک اون دابله و این nothing در واقع چی میشه. بذارید با هم خروجی divide رو ببینیم کامپایلر چی استنتاج میکنه. خروجی این دابل شد. محض امتحان اینجا بذارید یک عبارت string بذاریم فعلا و سوپر کلاس مشترک nothing و string شد خود string. اینجا هر چیز دیگه بذاری تایپ divide با این تعیین میشه. این رو برمیگردونم به حالت اول. مشابه این رو برای تایپ نال هم تقریبا داری. برای مثال اگه آزمایش 50-50 رو برای این هم انجام بدم، اینجا خواهید دید که تایپ این متغیر استرینگ استنتاج میشه، یعنی تایپ نال ساب کلاس استرینگ بود. یه چیزی اگه اینجا من یک بذارم چی میشه؟ تایپ این دیگه اینت نشد، شد اینی، یعنی نال ساب کلاس اینت دیگه نیست. فرق اینت و استرینگ توی زبانهای دیگه معمولا چی بود؟ اینت معمولا پرایمری تایپ بود و ولیو بود، ولی استرینگ آبجکت بود. اینجا زود
آدم میخواد بپرسه مگه نگفتی اسکالا پول آبجکت اورینتده و این هم خودش یک آبجکته؟ آره چنین چیزی هم داریم. از قضیه چیه؟ قضیه اینه، این کلاس دایگرامی که از داکیومنتیشن رسمی اسکالا روی سایتش برداشتم. ناتینگ و نال رو فعلا نگاه نکنید، گیج نشیم. اینجا میبینید یک سری کلاس های خاصی، اون کلاس هایی که حالت ولیوی داشتن، حالت آبجکتی انگار نداشتن، در این حال که الان میخوایم باز آبجکت باشن، اینها همه ساب کلاس انیول تعریف شدن توی اسکالا. اینجا همه کلاس های دیگه هستن، لیست، تاپل و همه کلاس های دیگه و کلاس هایی که شما تعریف میکنید، همه اینها ساب کلاس anyRef هستن که anyRef دقیقا معادل آبجکتیه که توی جاوا داشتیم. یه نکته که از اسم اینها همین الان هم میشه فهمید اینه که آبجکت ها یه حالت رفرنسی دارن. بین اینها دقت کنید یونیت هم هست. یونیت همون چیزی که تو اکثر زبان ها به اسم void میشناسید. توی اسکالا یونیت یک ولیو هم داره، چون اینها یه حالت ولیویی دارن و خیلی کلاسی و ابجکتی باشون صحبت نکنیم بهتره. و اون ولیو یونیت پرانتز باز پرانتز بسته است، مثلا فانکشن دامی از نوع یونیت مساوی پرانتز باز پرانتز بسته، یعنی این ولیو از تایپ یونیت. حالا بریم سراغ نال و ناتینگ. برای اینکه یک توجیه تایپ سیستمی برای اون عبارت نال داشته باشیم، اسکالا یک همچین چیزی رو تعریف کرده. میگه هر ابجکتی که رفرنس داره، یعنی واقعا یک آبجکته، ما میتونستیم به جاش نال بذاریم، در این حال که خود نال هم مستقیم میتونست اساین بشه به هر چیزی. پس یک ساب کلاس برای کل این کلاس ها در نظر گرفته به اسم نال، و این کلاس نال یک اینستنس هم بیشتر نداره و اون هم خود ناله. و یادتون باشه سوپر کلاس مشترک نال و اینت توی آخری مثالمون به خاطر این بود که شد اینی، یعنی توی این کلاس دایگرام کلاس مشترک بین این دوتا وقتی میرفتیم بالا در نهایت میرسید به اینی، ولی سوپر کلاس مشترک نال و استرینگ که اینجا میتونست باشه میشد خود استرینگ. این ناتینگ از همه عجیب غریب تر و جالب تر. ناتینگ تایپیه که ساب کلاس همه اینا هست و هیچ اینستنسی هم نداره. این هیچ اینستنسی نداره، شاید اولش درکش برای بعضی سخت باشه، ولی دقت بکنید که nothing یک تایپه و مهم نیست که اصلا اینستنسی نداره. این عبارت throw exception، این درست تایپش nothingه، ولی این اینستنس nothing نیست، چون که خروج این تابع اون exceptionه که نمیشه. این یه حالت خاصیه که فلو برنامه رو کلا عوض میکنه، چون همونطور که میدونید وقتی یک اکسپشن ثرو میشه، برنامه اگه در حالت عادی دستوراش از بالا به پایین دونه دونه اجرا میشد، وقتی به یک اکسپشن میخورید فلو برنامه برعکس میشه و از پایین به بالا میشه و دونه دونه این متدها رو میپره عقب تا زمانی که کچ بشه اون اکسپشن. پس این حالت خاصیه و این به این معنی نیست که ثرو اکسپشن یک اینستنس ناتینگه. و قشنگی ناتینگ اینه که سیستم تایپ اینفرنس رو کاملا منطقی انگار داره میکنه، چون قاعدتا ما انتظار داریم اگه چنین عبارتی مینویسیم تایپ این عبارت برابر بشه با تایپ این، یعنی این ترو نباید تاثیر روی تایپ بذاره دیگه، قاعدتا باید اینطور میبود. الان هم همینطور شده به کمک این تعریف ناتینگ. اگه یک متد داشته باشید که بدنش کلا ترو کردن یک اکسپشن باشه، تایپ خروجی این متدتون هم میشه nothing. این سه تا علامت سوال عجیب غریب رو یادتون میاد که گفتم برای اینکه آیدیتون قاطی پاتی نکنه تایپ ها رو، قبل از اینکه یک متد رو پیاده سازی بکنید یا قبل از اینکه یک اکسپرشنی که باید پر بشه رو پر بکنید، بهترین سه تا علامت سوال رو بذارید که کل آیدیتون قرمز نشه. این سه تا علامت سوال دقیقاً یک متده که توی آبجکت پریدف خروجیش از نوع nothing و صرفاً یک اکسپشن ترو میکنه که not implemented. به خاطر این گفتم هر جا که یک expected type وجود داره، یعنی از شما انتظار میره که یک instance با تایپ مناسب رو جایی قرار بدید، فرض کنید یک تاپل 8 اینت دارید و مقدارش رو الان به هر دلیلی حوصله‌اش رو ندارید که اینیشلایز کنید و میخواید ادامه برنامه‌تون رو بنویسید، اینجا کامپایلر این رو داره به این میچسبونه و برای همین الان خطا شده. ما برای اینکه موقتا جای دردسر رو بگیریم سه تا علامت سوال اینجا میذاریم و این یه عبارت کامل میشه که کامپایل ارور نداره، موقتا این رو میشه ولش کرد و کارهای دیگر رو انجام داد و بعداً به اون پرداخت، که اگه یادتون بره اینجا بمونه تو کدتون زمان ران تایم ارور میده. ولی خوبیش اینه که راحت میتونید یک تک سرچ بکنید تو کل پروژهتون و این سه تا علامت سوال رو راحت پیدا بکنید، یعنی یه جوری در نقش تو دو. من این متد مین برای این ابجکتمون بذارم که قابل اجراش بکنیم. اینجا ما دیدیم که تایپ این متغیر از نوع any استنتاج شد. خود این any چه متدهایی داره؟ یه تابع equals داره برای مقایسه.
اینکه شما ببینید این آبجکت با یک آبجکت دیگه برابر هست یا نه. منظورم رفرنس نیست، منظورم اینه که محتواش یکی هست یا نه. برای مثال دو تا استرینگ متفاوت که هر دوتاشون نوشته نیما با این ایکوالز باید قاعدتا با هم برابر بشه. این ایکوالز همون ایکوالز جاواه و این دقیقاً همون تابعی که جی وی ام روی این آبجکت صدا میکنه. اولین نقطه ضعف که تابع ایکوالز جاوا داشت این بود که اگه آبجکت اول نال میشد اون وقت بود که یک نال پوینتر اکسپشن میگرفتیم، دومی هم اگه هندل نمیکردید باز نال اکسپشن پوینتر میگرفت. این دقیقاً همون ایکواز رو فراخونی میکنه با این تفاوت که این قضیه نال رو هندل میکنه. بذارید با یه مثال نشونتون بدم. چاپ بکنیم حاصله این عبارت رو. همونطور که خدمتتون عرض کردم نال اکسپشن پوینتر میگیرید. این بار حالا اون تابع مساوی مساوی رو امتحان کنیم. این بار دیگه اوکیه. یه تابع دیگه که انی داره EQ هست. EQ reference equalityه. یعنی مهم نیست که دو تا استرینگ توشون نیما باشه. همین که دو تا استرینگ متفاوت باشه این فالس برمیگردونه. این مثال رو در نظر بگیریم. این میدونید چرا فالس نشد؟ اسکال اینجا بهینه‌سازی کرد و همه این استرینگا که من نوشتم در واقع به یه جای حافظه داشتن اشاره می‌کردن. EQ فالس برمیگردونه. یه تابع تو استرینگ انی داره، یعنی همه آبجکت‌ها پس دارن. تو استرینگ در بهترین حالت کل اطلاعات مربوط به یک شی رو در قالب تکست باید براتون برگردونه. عدد 3-14 دات تو استرینگ چی میشه؟ استرینگ 3-14 تو استرینگ چی میشه؟ لیست 3-14 تو استرینگ چی میشه؟ تا اینجا همه چی خوب بود. تو استرینگ تقریبا همون چیزی که دوست داشتیم رو داره چاپ میکنه. این کلاس سیرکلی که من این بالا نوشتم، این هم قاعدتا ساب کلاس اینیه. ببینیم تو استرینگ این چی رو برمیگردونه. یه اینستانس ازش میگیرم، تو استرینگ رو روش فراخونی میکنم. اینو داخل پرانتز باید بذارم که کامپایل ارورم نده. این چیز عجیب غریب که اینجا با من تو استرینگ به ما داده چیه؟ یه ادساین این وسط داره. سمت چپ ادساین اسم کلاسه. اسم کلاس توی بایت کد JVM در واقع، چون اسم کلاس توی اسکالا ما که سیرکل بود. اینجا این نکته کنکوری کامپایلر اسکالا رو میتونیم ببینیم. اول از همه اینکه JVM نستد کلاس نداره و اسکالا برای اینکه امکان نستد کلاس رو به شما بده کلاس ها رو فلت میکنه و با این کانونشن اسمی اسم گذاری میکنه. پس سیرکل چون توی آبجکت مین تو بود اسمش رو چند چیزی. حالا سمت راست این ادساین چیه؟ این هش کد آبجکته. هش کد آبجکت رو مستقیم میتونید از خود آبجکت بگیرید با فراخونی تابع هش کد. تایپش اینت. کاربرد عمده هش کد برای اینه که راحت تر بشه یک آبجکت رو ایندکس کرد و همچنین به عنوان یک کمک کننده به تابع ایکوالز. یک کاربرد ایندکس کردن توی مپ هاست. مپ ها هنوز نگفتم ولی قاعدتا میدونید مپ یا دیکشنری توی زبون تقریبا چیه. مپ ها به طور عمده یه مجموعه از کی ولیو ها که کی رو به ولیو مپ میکنن و این کی رو ایندکس کردن که شما راحت تر بتونید بذارید یک کیه ولیو رو توی مپ بگیرید. کیای مپ هم چون تایپشون جنریکه و هر چیزی میتونه باشه، این هش کد میتونه هر آبجکتی رو تبدیل بکنه به یه عددی. حالا این عدد رو با مکانیزمای مختلف میشه روی مموری مپ کرد و سرچ کردن این کی رو تو مموری راحت‌تر و سریع‌تر انجام داد. این هش کد قابل اوورراید، ولی اگه اوورایدش نکنی جی وی ام آدرس اون آبجکت توی حافظه رو به عنوان هش کد در نظر میگیره. هم اوورراید کردن هش کد و هم اوورراید کردن تو استرینگ رو بذارید نشونتون بدم. هش کد و تو استرینگ رو میشه اوورراید کرد و ایکوال رو هم ما یادمون رفت شعاع دایره رو بگیریم. تنها چیزی که استیت دایره رو اینجا برای ما تعیین میکنه اون ریدیسش یا شعاعش هست. پس هش کد سیرکل رو میتونیم بگیم همون هش کد ریدیس. ریدیس چون یک تایپ استاندارد اسکالای داره احتمالاً هش کد رو براش خوب پیاده سازی کردن و من اینجا دیگه نگرانش نیستم. تبدیل به استرینگ سیرکل رو این به نظر چیز خوبی میاد که اول از همه بگم تایپ این آبجکت اصلا سیرکل هست و شعاعش هم اینجا نشون بدم. میتونم اینم بنویسم شعاع دو هم بدیم اینجا مثلا اجرا کنم. این تو استرینگ شد و این هم شد هش کدش. آیا ایکوال هم روی این سیرکلی که نوشتیم درست کار میکنه؟ قاعدتا انتظار میره که دوتا دایره با شعاع برابر با هم برابر باشن، ولی اینجا فالس شاپ شد. چرا؟ چون ما تابع ایکوالز رو پیاده سازی نکردیم و بای دیفالت تابع ایکوال مساوی با تابع ایکیو، یعنی ریفرنشال ایکوالیتی، که این دوتا هم قطعا دوتا آبجکت مختلفن و به دو جای مختلف از حافظه دارن اشاره میکنن. اینجا تابع ایکوالز هم پس بیایم اوورراید کنیم. نکته آرگومان تابع ایکوالز از نوع اینیه، پس یعنی آبجکت سیرکل میتونه با هر آبجکت دیگه مقایسه بشه برای ایکوالیتی. روی آبجکت پس یه پترن میچینگ بزنیم، بگیم اگه تایپ سیرکل بود ایکوالیتیشون برابر با برابری شعاهاشون، در غیر این صورت هم
برابر کلا نیستن. اجرا میکنم و این بار دیگه ترو برمیگردونه. آیا برای هر کلاسی که میخواهید درست بکنید باید هش کد و تو استرینگ و ایکوالز رو پیاده سازی بکنید؟ آره باید پیاده سازی بکنید. اسکالا ولی یک چیزی داره به اسم کیس کلاس که خودش اینها رو براتون پیاده سازی میکنه، به علاوه اینکه یک سری کارهای دیگه هم انجام میده که اون رو در ادامه خدمتتون توضیح میدم. از متدهای دیگه مهم اینی از instance of و is instance of رو میشه نام برد که اینها رو قبلتر بهش اشاره کردم برای کسب کردن و برای چک کردن تایپ، البته تایپ زمان ران تایم میشه استفاده کرد. اینا رو من پاک کنم. وقت بررسی کردن نال و اکسپشن ها رسیدیم. حالا که اکسپشن ثرو کردیم اجازه بدید یک نگاهی بندازیم به نحوه هندل کردن اکسپشن ها و کچ کردنشون توی اسکالا. سینتکس ترای کچ توی اسکالا خیلی مشابه با جاوا و سایر زبون ها، یه تفاوت کوچیک منتها توی بلاک کچش داره. به طور کلی سینتکس try catch به این صورته. برای مثال اون تابع divide رو بذارید با یه بی صفر فراخونی بکنیم و exceptionش رو catch بکنیم. جلوی کچ شما باید یک پارشل فانکشن بنویسید و توی این پارشل فانکشن شما دامنه ای اکسپشن هایی که میخواید هندل بشه رو ست میکنید و نحوه اینکه مپ بشن به چی رو هم به اسکالا می. من اینجا رو استاپ میکنم تا پارشل فانکشن رو یکم توضیح بدم. پارشل فانکشن یک ساب کلاس فانکشن یک هست، یعنی فانکشنی که یک آرگومان به عنوان ورودی میگیره و خروجی این فانکشن هم از تایپ دومین تایپ آرگومنت هست. فرق پارشل فانکشن با فانکشن یک چیه؟ فرقشون اینه که فانکشن یک به ازای هر اینستنس از تایپ اولیش وقتی فراخونی میشه باید یک اینستنس از تایپ دومیش بده، ولی پارشل فانکشن سورس کدش رو با هم ببینیم. یک تریت که اولا اکستند میکنه همون فانکشن یک و ساب کلاسشه. یه تابع مهم داره به اسم is define at. از طریق این متد شما سیگنال میدید به کسی که از پارشل فانکشن میخواد استفاده بکنه که روی کدوم اینستنس ها از اون تایپ اول این پارشل فانکشن تعریف شده است. پارشل فانکشن رو توی ریاضیات گسسته تماماً دیدید. توابعی بودن که به ازای یک سری از اعضای دامنه تعریف نشده بودن و این متد هم دقیقاً برای مشخص کردن اینکه پارشل فانکشن روی یک عضو از دامنه تعریف شده هست یعنی نیست هستش. این دوتا رو هم من کامنت میکنم. در مورد پترن مچینگ من یک چیزی رو بهش اشاره نکردم و الان باید اشاره بکنم. اینکه اون آبجکتی که روش دارید مچ میکنید اگه با هیچ کدوم از کیسایی که نوشتید تطبیق نداشته باشه یک اکسپشن ترو میشه از نوع مچ ارور. یه مثال رو با هم ببینیم. نیما رو من مچ کنم، اگه از نوع اینت بود ضرب در دوش کن. اینجا کامپایلر انقدر زرنگه که از همین الان میگه که مچ نمیشه. من این استرینگ رو کست میکنم به اینی صرفا برای اینکه این مثال رو نشونتون بدم. همونطور که عرض کردم یک مچ ارور بهتون میده و میگه که با هیچ کدوم از کیسا مچ نشده. اگه میخواستم با همه چی مچ بشه باید حتما یه کیسی میذاشتم بدون شرط، به این صورت اورجی از نوع یونیت مثلا. الان دیگه حداقل اکسپشن رو نمیده. این بلاک یا کلازی که جلوی مچ نوشتید میشه گفت در واقع یک فانکشنه. فانکشن که به ازای اینت چنین خروجی میده و به ازای هر چیز دیگه ای، یعنی هر اینی که اینت حداقل نیست، این ولیو از نو یونیت رو برمیگردونه. و اگه این عبارت رو نداشتیم به ازای هر چیز غیر از اینت یک مچ ارور رو میکرد. اگه این بخش رو هم پاک کنم و اون بلوک رو توی یک متغیر بریزم از این اف کاملا میتونم مثل یک فانکشن یک استفاده بکنم. البته اینجا شما باید یک سرانخی به کامپایلر بدید که دامنه و رنج این فانکشنتون چی هست، چون ممکنه شما بخواید دامنه فانکشنتون اینت باشه، ممکنه بخواید انی باشه. همچنین در مورد رنج اینجا برای مثال من فانکشنم رو انی به انی تعریف میکنم. به ازای اف دو قاعدتا این باید 4 بشه و به ازای حالتهایی که اینجا تعریف نکردیم اون مچ اکسپشن رو میده. مثلا به ازای نیما مچ اکسپشن میده. اگه به هر نحوی شما به کامپایلر بفهمونید که پارشل فانکشن میخوای، اون وقت کامپایلر به جای فانکشن یک به شما پارشل فانکشن میده که روش is defined هم تعریف شده. اون هینت دادن شما میتونه به این صورت باشه که اینجا تایپ اف رو اکسپلیسیتلی بنویسید پارشل فانکشن، یا هم که کامپایلر از کانتکست متوجه بشه که شما پارشل فانکشن میخواید. من این رو تبدیل میکنم به پارشل فانکشن. اینکه کامپایلر از کجا میفهمه روی کدوم مقادیر is defined رو true برگردونه و کجا false برگردونه از این بلوک مشخصه. کافیه کامپایلر از این بلوک کپی بگیره و هر جا که شما مچ میکنید true برگردونه، در غیر این صورت هم فالس برگردونه. بس کار عجیبی نیست، یعنی is defined رو کامپایلر به همین راحتی میتونه تعریف بکنه. اینجا بذارید امتحان کنیم is defined رو.
و همونطور که انتظار داشتیم اینترو ترو برگردون و استرینگ هم چون جزو کیس ها نبود فالس برگردون. پارشل فانکشن یه سری تابای کمکی هم داره، مثلا فرض کنید apply or else که در صورت که is define تابه روی فالس باشه و روش تعریف نشده باشه میتونید یه تابه فالبک بهش بدید که یه مقدار آلترناتیو به شما بده با توجه به اون مقدار تعریف نشده که به عنوان آرگومان این فانکشن شما باید بگیره. مثلا من اینجا تابه فالبک هم رو اینطور نوشتم که اگه این مقدار روی f تعریف نشده بود همون رو بگیر و بزنش روی این فانکشن. اجراش بکنم خواهید دید که خروجی شد نیمه ایز آننون. همه اینا رو ما گفتیم تا بگیم که شما به این کچه یک پارشل فانکشن میدی که روی یک سری از اکسپشن ها تعریف شده است. اینو من خورده اسپسیفیک تر بکنم، میتونم بگم اگه همچین اکسپشن رو داد مکس ولیو رو به عنوان خروجی بده، مثلا یک چیزی نزدیک به بی‌نهایت. اینم برای اینکه بیشتر شبیه جا باشه توی بلاک میذارم. دقت کنید این بلاکی که شما جلوی کچ نوشتید پارشل فانکشنه، یعنی شما گفتید من روی یک سری اکسپشن های خاص تعریف شدم، یعنی اکسپشن هایی است که این پارشل فانکشن که شما نوشتید روش تعریف نشده است و اون اکسپشن ها دیگه کچ نمیشه و ترو میشه بالا. این عبارت هم یک اکسپرشنه، طبق همون قانون که اکثر چیزایی که تو اسکالا می نویسیم اکسپرشنه. تایپش رو اینجا میگه یونیت به خاطر اینکه خروجی این متد مینه یونیته. من یه پرانتز باز و بسته آخر میذارم. دوباره تایپش رو میگیرم. الان میگه تایپش دابله. تایپی که این استنتاج میکنه در واقع سوپر کلاس مشترک این عبارت و این عبارت شده. چون هر دو تاشون دابل بودن، تایپ کل ترای کچ اکسپرشن ما شد دابل. یعنی اینجا اگه مثلا یه استرینگ می نوشتید تایپ دیگه میشد اینی. من اگه بگم کل این عبارت رو چاپ کن، باید یه عدد گنده ای رو چاپ بکنه که به نهاد ریاضی هم چاپ کرد. ما کلا توی برنامه‌نویسی نه از نال خوشمون میاد نه از اکسپشن ها. دلیل اینکه از اکسپشن ها عمدتا خوشمون نمیاد به خاطر ایناست. اولا که فلو طبیعی برنامه رو مختل میکنه اکسپشن، یعنی دستوراتی که از بالا به ترتیب دونه دونه اجرا میشدن اون جریان مختل میشه و برنامه دیگه برعکس حرکت میکنه و فلو برنامه اینطور میشه که دونه دونه متدها رو میپره عقب و این تا جایی میره که اون اکسپشن کچ بشه با یه ترای کچ بلاک که نوشتن خود این ترای کچ بلاک ها ناخوانا میکنه. پس اکسپشن ها باید محدود بشن به موارد خیلی خیلی خاصی، مواردی که واقعا استثناء هست. خطایی که خیلی عادی ممکن رخ بده ما بهتر جور دیگه هندل بکنیم. مثلا توی زبان سی اگه دیده باشید اکسپشن وجود نداره و متدها یک ریترن کد دارن. اون ریترن کد اگه صفر باشه به معنی موفقیت آمیزه و ریترن کد اگه چیز دیگه ای باشه یک کد هست برای خطا. البته متدی که زبان سی می بدی داره، اگه عملیات موفقیت آمیز باشه ریزالت رو دیگه نمیده و توی زبان سی ریزالت از طریق ساید افکت به کالر منتقل میشه. مثلا کالر یک بافری رو به فانکشن رد میکنه و فانکشن خروجی رو توی اون بافر مینویسه که توی اسکالا ما نه از متغیر تغییر پذیر خوشمون میاد نه از ساید افکت خوشمون میاد. توی اسکالا در عوض ما تاپل رو داریم. مثلا میشه یه تاپل دوتایی تعریف کرد که اولی اون ارور کد باشه از نوع این و دومی هم خروجی باشه اگه ارور کد مساوی صفر باشه، یعنی موفقیت آمیز، که در ادامه خواهیم دید که چند تا ساختمان داده داریم که به جای اکسپشن ترو کردن میتونه استفاده بشه، از جمله آپشن، ایدر و ترای. حالا چرا از نال خوشمون نمیاد؟ در مورد نال هم مشکل اینه که توی زبانی مثل جاوا یا سی پلاس پلاس هر آبجکتی رو شما میتونید نال بدید و تفاوتی وجود نداره بین نالی که واقعا حالت استثنایی و پیشبینی نشده است با آبجکت هایی که طبیعتا میتونن نال باشن. مثلا فرض کنید شما نام و نام خانوادگی رو از کاربر میخواهید بگیرید، تقریبا مطمئنید که کاربر نامش رو میزنه حالا به هر دلیلی، ولی نام خانوادگی رو شما خودتون عمدن گفتید که اگه خواستی پر کن اگه خواستی پر نکن، حالا با این فرض که امتی استرینگ به شما نده و اگه نام خانوادگی رو پر نکرد نال به شما برسه. پس اون کیس هایی که نال بودن توش خیلی طبیعیه ما ترجیح میدیم که صریحا مشخص کنیم و به برنامه‌نویس بفهمونیم که نال بودن یا نال نبودن این رو باید بررسی کنه همونجا و نال اکسپشن رو فقط محدود بکنیم به کیس هایی که واقعا اکسپشن هن، استثناء هن و انتظار اصلا نمیرفته اون نال باشن. و نال هم اساسا توی اسکالا به خاطر اینه که اسکالا کامپتیبلیتی داشته باشه با جاوا. برای شی هایی که میتونن یا باشن یا نباشن اسکالا آپشن رو داره و برای خطاها هم میشه ترای، ایدر یا آپشن رو استفاده کرد. یه تجربه شکست خورده ای که در مورد اکسپشن ها و ترای کچ وجود داره توی زبان جاوا هست. یه مطالعه عملی هم این دوستان از دانشگاه واترلو کانادا روی کل ریپوزیتوری های گیت هاب و سورس فورج انجام دادن و دیدن که توی پروژه های جاوایی وقتی یک ترای کچ وجود داشته برای
برای هندل کردن یک اکسپشن. همونطور که میبینید در موارد عمده صرفا دیولپر میخواسته از شر اون اکسپشن خلاص بشه و اون کاری که طراحان زبان تو ذهنشون بوده، یعنی پرواکتیو ریکاوری، این رو دیولپر انجام نداده و صرفا به لاک کردن بسنده کرده، یا پرینت کردن استک تریس که اونم فرق خیلی با لاک کردن نداره. تو خیلی موارد هم مثلا اکسپشن رو قورت داده و ایگنور کرده، در واقع این هم تبدیل آن چکد اکسپشن بوده که اینم باز فرار کردن از ریکاوریه. اینا رو کامنت کنیم. خب راهکار آپشن که برای اجتناب از استفاده از نال داریم به چه صورت هستش؟ یه متغیر تعریف میکنم، maybe my name. آپشن یک تایپ هست که یک تایپ آرگومنت میخوره، مثلا اینجا ما میگیم string. حالا آپشن دوتا ساب کلاس داره، یک نان که معنیش اینه که مقداری وجود نداره و یک ساب کلاس دیگه سامه، سام نیما. این یک آلترناتیو برای وقتی که شما مثلا یک ماین نیم از نوع استرینگ داشتید و این میتونست نیما باشه یا نال باشه. به جای نوشتن استرینگ، وقتی ما آپشن استرینگ مینویسیم داریم این سیگنال رو به دیولپر میدیم که این متغیر ممکنه نان باشه و نان بودن به معنی اکسپشن نیست، این یک حالت خاص نیست، این یه حالت طبیعیه و باید هم هندل بشه. ولی وقتی که شما استرینگ مینویسید، نال بودن یه حالت خاص و اکسپشناله و وقتی که یک پارامتر یک خروجی از نوع آپشن باشه، برای اینکه بشه ازش استفاده کرد باید چک کرد و اون سیفتی هم اینجا فراهم میشه. یه راه غیر فانکشنال اینه که متد is defined رو روی این صدا بزنید و الان اینجا مطمئن میشید که اون آپشن استرینگ تایپ دقیق این متغیر سام استرینگه. حالا اینجا دیگه میتونید با خیال راحت متد get رو روش فراخوانی بکنید و اون استرینگ نیما رو ازش بگیرید. این راه حالتش یه خورده object oriented و از فیچر اسکالا استفاده نکردنه. یه راه خوبی که میشه رفت استفاده از pattern matching، یعنی اون آپشن رو مچ کنید، حالتی که سام مای نیمه مثلا چاپش بکنید و حالتی که تایپش نان میشه کار دیگه ای انجام بدید. یادتون هست تابع مپ که روی لیست داشتیم، اون تابع مپ رو روی آپشن هم دارید. اینجا شما در واقع میتونید هر تبدیلی که میخواید روی اون عنصر داخلیه که نیما از نو استرینگ بود بزنید. مثلا من اینجا یک هلو پشتش اضافه میکنم، این متغیر اولیه دست نمیخوره و تغییر نمیکنه، بعد از مپ در واقع یک آپشن جدید ساخته میشه با اون مقدار داخلی جدید. خوبی این مپ اینه که اگه متغیر نان بود هیچ اتفاقی نمیفته و اگه سام بود اون مقدار داخلی این تبدیل روش اعمال میشه. این عبارت رو هم بذارید چاپ بکنیم، این شد سام هلو نیما. یه چیز باحال دیگه، اینجا من آپشن استرینگ تعریف کردم، یعنی اون اولیه میتونه سام باشه، دومیه میتونه نان باشه، یا اینکه اولیه سام باشه دومی هم سام باشه، حالا این دیگه باید از نوع استرینگ باشه، یا اینکه اولیه کلا نان باشه. اگه سام یک مقداری باشه، آپشن دقیقا مثل کالکشن ها یک متد فلاتن داره و اگه این آپشن عمق داشته باشه اون دو لول عمق رو فلاتن میکنه یک لول. روی متغیر الان من فلاتن رو میزنم، قبل فلاتن هم چاپش بذارید بکنیم. میبینید که در حالت عوض سام نیما بود و بعد از فلاتن کردن یعنی یه لول صاف شد. سام نان به نظرتون چی میشه؟ سام نان دیگه شد نان. و اینجا هم دقیقا مثل اون لیست ها فلات مپ هم داریم که اول مپ میکنه و بعد فلاتن میکنه. فلات مپ در واقع میشه سیکوئنسی از انجام این دوتا اپریشن. یه مثال رو روی همین قبلیه اجازه بدید نشونتون بدم. فلات مپ استفاده بکنیم. اینجا هم مچ میکنم. میگم اگه نیما بود سام هلو نیما رو به هم بده، در غیر این صورت نان بده. الان عنصر داخلی اگه نیما باشه خروجی نهایی میشه سام هلو نیما. در غیر این صورت برخلاف مپ که عنصر داخلی رو فقط عوض میکرد، الان کل خروجی میشه نان. این حالت اول که هلو نیما میشد، اگه من اسم رو عوض بکنم دیگه میشه نان. بس تفاوت کاربردیش این میشه که تو مپ فقط شما عنصر داخلی رو میتونید عوضش بکنید، ولی اگه فلت مپ بکنید میتونید مقدار کل عبارت رو تعیین بکنید. جالب بدونید این آپشن متد فور ایچ هم حتی داره. اینجا قطعا مثل لیست چند تا عنصر نداریم، یعنی یا اینکه متغیرمون نان و فور ایچ اصلا اجرا نمیشه و یا اینکه متغیر ما سامه و تابعی که فور ایچ میدید فقط یک بار روی اون المنت داخلی اجرا میشه. مثلا اینجا من پرینت ال ان رو بدم به این نیار رو چاپ میکنه. قبل از اینکه برم سراغ ایدر و ترای که اصلا پیچیدگی خاصی ندارن و میتونید فرض کنید حالت خاصی از تاپلن، این قضیه مپ فلاتن فلات مپ که یادتون باشه جلسه اول هم گفتم این مفهوم کلیه به اسم مونت، این رو بذارید همینجا بازش بکنید. قبل از اینکه من چیزی بگم میتونید حد بزنید که آپشن و لیست جفتشون مونتن. بچه‌ها بدون اینکه بخوایم وارد تعریف‌های ریاضی و گیج کننده مونت‌ها بشیم، یه تعریف خیلی ساده از مونت بذارید ارائه بدیم. برخلاف اون تایپ
کلاسی که در قبل دیدیم که یک حالت سرویس داشت و استیت نداشت، به این معنی که صرفا یک سری آپریشن رو انجام میداد بدون اینکه اینستانس اون ساب کلاس خودش استیتی داشته باشه. تایپ کلاس بیسیک مت رو ما تعریف کرده بودیم و اینستانس ها این استیت نداشتن، صرفا دو تا سرویس ارائه میدادن که یکیش عدد پی رو میداد و یکیش عمل ضرب رو انجام میداد و خود اینستانس استیتی نداشت، یعنی عوض نمیشد. مونت ولی استیت داره و یک اینستانس از اون تایپ تی رو بسته‌بندی و رپ میکنه به اصطلاح توی خودش. بعضی وقتا هم یک اینستانس از تی نیست و چند اینستانس تی، مثل لیست. اینکه اینستانس از اون تی رو توی این مونت رپ بکنیم چه فایده‌ای داره؟ مونت با رپ کردن این اینستانس تی توی خودش قراره یک اینستانس جدیدی به شما بده، مثل یه رپر که روی اینستانس میشه کارهای قابل ترکیب و کامپوزبل انجام داد. اپریشن هایی که مونت های اسکالا معمولا داره ایناست. معمولا کمپانیون آبجکت اون مونتتون یه تابع اپلای داره برای اینکه اون مونت رو از اون اینستانس تی بسازه. توی تعریف های ریاضی به این تابع پیور یا یونیت هم میگن. برای مثال توی لیست این متد اپلای کمپانیون آبجکت لیست دقیقاً همین تابع پیور یا یونیت بود که اون عنصر تی رو میذاشت توی مونت لیست و یک اینستانس از لیست اینت مثلا به شما میداد. در مورد آپشن هم دقیقاً همین رو داره که از طریق متد اپلای کمپانیون آبجکت آپشن شما میتونید یک اینستانس از این آپشن درست کنید که اینجا یک اینستانس سام یک بهتون میده و این هم یک نان بهتون میده. این سه تا تابع رو مونت های اسکالایی باید داشته باشن. یه متد مپ داریم که یک تابع ورودی میگیره و اون تابع رو روی عنصر داخلی مونت اعمال میکنه و یک مونت جدید به شما میده که اون عنصر داخلی تبدیل یافته عنصر قبلی است از طریق این فانکشن که شما به عنوان آرگومان بهش دادید. یه نمونه استفاده از این مپ رو قبلا داشتیم که یه لیست از این سری عنصرها بود، یه مپ روش میزدید و عناصرش رو مثلا ضرب در 2 و یک لیست جدید به شما میداد که عنصراش دو برابر شده. متد فلتن رو هم داشتیم که اگه روی موند تی میزدید اینو صافش میکرد و یک موند تی بهتون میداد، یعنی عمق دو تای موند رو میکرد یه دونه. تابع فلت مپ هم ترکیب اون دوتا بود، یعنی اول مپ رو میزد و بعد فلت. یه نکته ساده اینجا اینه که اگه شما بخواید یک موند بنویسید فقط با پیاده سازی اون اپلای و فلت مپ میتونید مپ و فلتن هم به دست بیارید. اینکه چطوری مپ و فلتن رو با فلت مپ و اپلای بنویسید این دیگه باشه با عهده خودت. اینا رو پاک کنم. یه مثال از فلتن روی لیست و این هم یک مثال فلت مپ روی لیست که خروجی هاشون هم اینها میشه. این دوتا هم چون غیر ضروری بودن و به کمک اپلای و فلت مپ میشد نوشتشون کنار بذاریم. منظورمون از اینکه عملیات های ترکیبی رو میتونن مونت ها برای ما انجام بدن چیه؟ منظور اینه که شما به صورت زنجیروار میتونید یک سری اپریشن ها رو روی عناصر یک مونت بزنید یا اینکه به راحتی یک اپریشن رو بین چند تا مونت بزنید. فرض کنید الان ما این دوتا لیست رو داریم. لیست اول یه سری زبان های برنامه‌نویسیه، لیست دوم اسم یک سری افراده. می‌خوایم یک لیست از تاپل ها درست بکنیم که هر تاپل مشخص میکنه یک فرد یک زبان برنامه‌نویسی رو بلده. دو تا شرط هم داریم که نیما هسکل بلد نیست و علی هم جاوا اسکریپت بلد نیست. از طریق مپ و فلتن ببینید چطور این کار رو انجام میدم. لیست افراد رو مپ میکنم به ازای هر فرد. حالا کل لنگویج ها رو مپ میکنم به ازای هر لنگ. هر فرد الان مپ میشه به لیستی از زبون ها. اینجا میتونیم تاپل پرسن و لنگ رو مچ بکنیم. بگیم که اگه نیما و هسکل شد نان برگردون، اگه علی و جاوا اسکریپت بود هم نان برگردون، یا اینکه اصلا اینها رو با هم ترکیب کنیم. و اگه تاپل بود خارج از اون دو تاپل میگیم سام اون تاپل رو با عنوان خروجی بده. خروجی مین رو این زیر بدیم که فکر نکنه که تایپ این با تایپ خروجی یکی است. تایپ این الان شد لیست آپشن تاپل دو تای استرینگ، ولی چیزی که من میخواستم لیست تاپل دوتایی استرینگ بود. لیست تو لیست رو با یک فلتن حل میکنم. الان تایپ شد لیست آپشن تاپل دوتایی استرینگ. اگه یه فلتن دیگه بزنیم اون آپشن هم صاف میشه. آپشن اینطوری بود که یا بود یا نبود دیگه، و وقتی که فلتن میزنید اون نبودها یا اونهایی که نان بود عضوی از لیست نمیشه، توی خروجی نمیاد، و اونهایی هم که بود در واقع سامه مقداری بود اون مقدار توی لیست میاد. به جای اینکه دوتا فلتن بزنیم جفت اینها رو میشد فلت مپ بنویسیم. این یک مثال از کار ترکیبی بود که میشد با مونت ها کرد. یه مثال دیگر در نظر بگیرید. فرض کنید شما فرست نیم، لاست نیم و ایمیل رو از یوزر میگیرید و یوزر ممکن اینها رو بزنه یا نزنه. شما میخواید یک دیسپلی نیم از روی اینها درست بکنید که اگه سه تا اینها رو وارد کرده بود مثلا به این صورت بشه، اگه اسم داشتیم و فامیل نداشتیم به این صورت بشه، اگه فامیل داشتیم و اسم نداشتیم به این صورت بشه، اگه ایمیل هم نبود اینجا چیزی ننویسید. آپشن رو میشه تبدیل کرد به لیست به این صورت. اگه سام باشه میشه لیست
یک عضوه، اگه نان باشه میشه لیست بدون عضو. دو تا لیست رو هم اگه تو مشه با پلاس پلاس میشد به هم جوین کرد. ایمیل رو ما می‌خواستیم داخل پرانتز باشه، پس آپشنش رو مپ می‌کنیم به این صورت میگیم اگه ایمیل موجود بود از طریق این مپ پرانتز رو اول آخرش بزن. الان تبدیل شد به یک لیست که ممکنه هیچ عضوی نداشته باشه یا ممکنه سه تا عضو داشته باشه. کل این لیست رو میتونم به هم جوین کنم، به این عناصرش هم میگم یک اسپیس بذارم. امکا استرینگ رو جلسه اول بهش اشاره کردم، ولی الان دوباره میگم که امکا استرینگ میتونه کالکشن ها رو تبدیل به یک استرینگ بکنه، به این صورت که روی هر عنصرش متد تو استرینگ رو فراخونی کنه که سوپر کلاس همه ابجکت ها ما گفتیم انیه و انی تو استرینگ رو داره، و بعد این ابجکت ها که تو استرینگ شدن بینشون اون دلیمیتری که شما میدید، من اینجا اسپیس دادم، قرار میده و در نهایت یک استرینگ بلند درست میکنه. پس اینجا میبینید که اگه از موند آپشن استفاده بکنیم به جای ابجکت هایی که نال میشن، از طریق این موند میتونیم عملیات ترکیبی جالبی رو انجام بدیم. واسه تو لیست رو هم میشه ننوشت و یک ایمپلیسیت توی آپشن وجود داره که اون رو میتونه خود به خود تبدیل به لیست بکنه تا اینکه این اپراتور لیست بتونه روش عمل کنه. موند ها رو فعلا همینجا نگه داریم. ما در مورد راهکار آلترناتیو اسکالا برای نال ها صحبت کردیم، حالا میخوام راجع به راهکار آلترناتیو اسکالا برای اکسپشن صحبت بکنم که اون هم دقیقا یک موند هست. اینا رو کامنت میکنم که برمیگردیم سر همون تابع دیواید، که در صورت که مقسوم الی صفر بود ما راهکار سنتی رو در پیش گرفتیم، یعنی ترو کردن یک اکسپشن که برای هندل کردنش بایستی از بلاک ترای کچ استفاده میکردیم. اسم این رو هم میذارم آندرلاین دیواید، یه کپی ازش میگیرم به اسم دیواید. دوباره این نگاهی به ایرادات راهکار ترو کردن اکسپشن بندازید. بلاک برنامه طوری میشد که دونه دونه متدها رو به عقب میپرید و بلاک های ترای کچ. خب یه راهکار خیلی ساده اینه که خروجی رو آپشن بدیم، یعنی بگیم یا دیواید رو میتونه حساب بکنه یا هم نمیتونه. اگه تونست که خروجی میشه سام، اگه نتونست هم میشه نان. الان دیگه با فراخونی این متد جدید یک آپشن دابل رو به عنوان خروجی داریم و از طریقای مختلفی که اشاره کردیم میشه از این آپشن دیگه استفاده کرد، که با فراخونی متد ایز دیفاین میشد یا اینکه روش مچ بزنید. ولی معمولا کاری که رایجه اینه که روی همین یک مپ بزنیم و یک کاری یا تبدیلی قرار انجام بدیم روی این، از طریق ریزالت با همین مقدار داخلی کار کنیم و مقدار جدیدمون رو بسازیم و یک آپشن جدید بگیریم ازش. استفاده از آپشن به جای ترو کردن اکسپشن وقتی خوبه که نه پیام خطا مهم باشه و نه اینکه کجا رخ داده خطا خیلی مهم باشه. وقتی که پیام خطا مهم میشه، یعنی اینجا ما دوست داشتیم در صورتی که این تقسیم انجام نمیشد یه پیامی حداقل به بیرون بدیم. یه ساختمان داده دیگه هست که به کار میاد به اسم ایدر. ایدر خیلی شباهت داره به تاپل دو تایی که دو تا اینستانس از تایپ تی 1 و تی 2 رو توی خودش میتونه نگه داره. ایدر تفاوت معنایش با تاپل دو تایی اینه که یا عنصر از تایپ تی 1 رو داره یا همین که عنصر از تایپ تی 2 رو داره، یعنی یکی از این دو حالت. وقتی که از ایدر برای حالت خطای اوکی استفاده بکنی، عنصر اول رو بهتره اون پیام خطا یا خطای در نظر بگیرید. من پیام خطا رو از اون استرینگ میذارم. و عنصر دوم هم بهتره تایپ همون جوابتون رو داشته باشه. ایدر یک تریت هست که دو تا ساب کلاس داره، لفت و رایت. وقتی از ساب کلاس رایت استفاده بکنید، ایدر تو اون حالتی رفته که اینستنس از نوع تی دو رو داره، و وقتی هم از ساب کلاس لفت استفاده بکنیم، اون اینستنس که توش از تایپ تی 1 است. استفاده از این حالت هم شباهت خیلی زیادی داره به حالتی که از آپشن استفاده می‌کردید. اگه با حالت سنتی بخواید چک بکنید که این بالاخره اینستنس چپی هست یا راستی، این دو تا متد به شما کمک می‌کنه که بفهمید کدومه. برای گرفتن چپی هم باز به روش سنتی میشه به این صورت عمل کرد، برای راستی هم به همین میشه مجددا روی این پتر مچینگ زد. اگه حالت چپ بود مثلا خطا رو چاپ بکن، و اگه حالت رایت بود کار دیگه ای رو انجام بده. این ایدره هم دقیقا یک مونده و روی میشه مپ زد، فلتن زد یا فلت مپ زد. نکته در مورد مپ روی ایدر اینه که ساختمان داده ایدر میگن رایت بایاسه، به این معنی که کارهای موندی که شما روش انجام میدید روی اون راستیه انجام میشه. برای همین هم خدمتتون عرض کردم که ارور رو بذارید رو اولیه یا رو چپ و ریزالت رو بذارید توی راست، چون روی این راسته میشه مپ زد. مثلا اگه میخواستیم ریزالت رو به علاوه 1 کنیم، به این صورت یک ایدر جدید برای ما تولید میکرد با این ریزالت جدید. من اینجا دو تا تقسیم رو با هم خواستم حاصلش رو ترکیب کنم. مثلا فرض کنید حاصل این دو تا رو بخواستیم با هم جمع کنیم.
رو هر دوتا اینها اگه مپ بزنم و داخل این بلاک دومی این دوتا رو با هم جمع بکنم، یه حالت نسبتاً پیچیده‌ای به دست میاد که میشه ایدر اولی خطا، دومی دوباره ایدر خودش، اونم میتونه یه خطا داشته باشه و یک دابل، و این دابله هم خروجیه که ما میخوایم. خب این رو هم دوست داریم فلت بکنیم، ولی ایدر فلت نداره چون اینجا دوتا خطای متفاوت ممکنه داشته باشیم و اینها رو نمیدونه چطوری با هم ترکیب بکنه، و اینجا فلت نداریم ولی فلت مپ داریم. پس این اولیه رو من میکنم فلت مپ تا دوباره یک ایدر استرینگ و دابل بگیرم. اینجا اگه عبارت اولیه خطا بده، همونجا تکلیف این ایدر مشخص میشه و میشه لفت اون خطا. یعنی اگه عبارت دومی خطا داشته باشه اصلا دیگه با اون نمیرسه. ولی اگه اولیه خطا نداشته باشه، حالا نتیجه کل عبارت میشه اون عبارت داخلیه. در واقع این. اگه دیواید سومی هم در کار بود، این دومیه رو باید فلت مپ میکردیم تا در نهایت دوباره به تایپ ایدر استرینگ و دابل برسیم. اگه چهارمی هم بود، باز این یکی باید فلت مپ. این الگو خیلی اتفاق میفته. وقتی که شما انتا موند رو میخواید با هم کامپوز کنید و شما میخواید یک تابع کلی رو روی کل عناصر داخلی این موندها بزنید. این حالت زشت و بیریخ یک سینتکتیک شوگر داره. توی قسمت اول هم اشاره کردم. توی حالتی که فقط یک دونه مپ داشت، گفتم این رو میشه به صورت فور نوشت. اینجا که n منهای 1 فلت مپ و یه دونه مپ داریم، این رو هم دقیقاً میشه به صورت همون فور نوشت. سینتکتیک شوگر کل این عبارت الان میشه، و اینجا چون چند تا اکسپرشن داریم باید این رو بلاکیش بکنیم. این سینتکس خیلی خواناتره نسبت به چنین حالتی، و وقتی که چند تا فلت مپ تو در تو و در نهایت یک مپ دارید، این حالت دومی خیلی حالت خواناتر و بهتری هستش. الان نگاه کردن به هر کدوم از این خطوط و تفسیرش هم خیلی راحت تره. الان میتونیم به این نگاه کنیم و فکر کنیم خروجی این اکسپرشن رو بریز توی R1، و بعد اگه همه چی اوکی بود خروجی این رو بریز توی R2، و بعد اگه هر دو تای قبلی اوکی بود سومی رو بریز و چهارمی رو بریز الی آخر. پس وقتی به این عبارت yield میرسه که همه اون قبلی ها اوکی باشه، و اگه یکی از این قبلی ها اوکی نباشه، باعث میشه که کل این عبارت تبدیل به left بشه و دیگه اصلا right نشه. exception های سنتی یک error message داشتن و زنجیره از exception ها که توی هم دیگه wrap شده بودن، و علاوه این که stack trace و مکان دقیق خطا رو هم به اون نشون میدادن. بعضی وقتا واقعا نیازی به اکسپشن تو در تو نبود. مثلا وقتی که کاربر نامش رو وارد نکرده، ما نیازی نداریم بدونیم کجای برنامه خطایی رخ داده. فقط کافی همون خطا رو مستقیم پاس بدیم به خود یوزر. اکسپشن تو در توی هم خیلی در کار نیست. ولی بعضی موقع هست که استک تریس مهم میشه، اینکه خطا کجای کد قرار داشته، و اکسپشن های رپ شده تو هم حتی مهم میشه. اون وقته که شما میتونید به جای پیام خطا یک throwable رو سمت چپ ایدرتون داشته باشید و اینجا یک exception تحویلش بدید. برای این حالت خاصی که شما یک ایدر دارید و سمت چپی throwable هست، شما میتونید از try استفاده کنید و این کاملا مشابه با همون ایدری که سمت چپش throwable هست. منتها اینستنس های try برای حالت موفق success و failure هست، و این دقیقا همون کار رو انجام میده. منتها الان این سمنتیک خاص‌تر و کاملا مربوط به یک یوز کیسی که exception ممکنه throw بکنه داره این. مثلا به جای is left or right، is failure و is success داره، و اسم ساب کلاس هاش هم دیدید بیشتر مربوط به موفقیت و شکست بود. try هم مثل either که bias بود روی حالت راستش، try هم bias روی حالت موفقش، و اگه شما روش کارهای موندیک مثل map و flat map رو انجام بدید، اون آرگومان مپه در واقع روی حالت موفق عمل میکنه، و اگه فیل بشه که شده و دیگه اصلا به مپه نمیرسه. تابع apply توی companion object try حالت خیلی جالبیه. این مساوی فلش که روی آرگومان این تابع apply try میبینید، نمایانگر اینه که این متد apply داره آرگومانش رو به صورت lazy میگیره. یعنی این مقدار آرگومان ارزیابی نمیشه تا جایی که اولین بار توی اون متد بهش اکسس پیدا بشه. این رو من همینجا نگه میدارم، اینا رو کامنت میکنم. یه نگاهی به آرگومان های lazy توی تابع بندازیم. یک تابع تعریف میکنیم که یک کاندیشن بگیره، اگه true بود، اگه کاندیشن true بود این عبارت رو چاپ بکن، و اگه نبود هم این رو چاپ کن، و این متد رو به این صورت فراخونی کنیم. تو حالت true من این سه تا علامت سوال استفاده میکنم، و هر وقت به این بخواد اکسس پیدا بشه یک exception throw میکنه، و اون exception not implemented error هست، و اگرم false بود مثلا false رو چاپ بکن. این رو اجرا بکنیم. با وجود اینکه این کاندیشن رو ما فالس داده بودیم و منظورمون این بود که اگه فالس بود این رو چاپ بکن و کاری به کارایی نداشته باش، ولی همونطور که میدونید توی فراخونی معمولی تابعها آرگومان‌ها اول حساب میشن و تبدیل به یک ولیو میشن. یعنی اینجا این پارامتر که می‌خواستیم رد بکنیم
یک متد بود. همونطور که میبینید این یک متد هست. پس این متد اول اجرا شد که اون مقدار ازش گرفته بشه و بعد مقدار پاس داده بشه به تابع ما. پس با وجود اینکه کاری به کار این نداشتیم و میخواستیم فالسه چاپ بشه، این اجرا شد و برنامه رو خراب کرد. اگه این آرگومانه رو میتونستیم لیزی تعریف بکنیم، یعنی تا زمانی که من کاری به کار نداشتم اجرا نشد و من ولیو رو نمیخوام، اون وقتی به این مشکل بر نمیخوردیم. برای لیزی تعریف کردن این متغیر یادتون باشه گفتم از پارامتر لیزی استفاده بکنید، ولی برای آرگومان توابع باید از این سینتکس استفاده بکنید. یه بار دیگه این رو اجرا میکنم. این بار دیگه اکسپشن نداد چون دیگه با اون پارامتر دومی نرسید و نیازی نشد اصلا ارزیابی بشه. شاید کنجکاو باشید چه کاری اون پشت صحنه داره اسکالا انجام میده که لیزی پارامتر ممکن بشه. کاری که انجام میده خیلی ساده است، تقریبا چنین کاری داره انجام میشه، یعنی این رو یک فانکشن میکنه و پارامتر رو هم همینطور، و وقتی که این متغیر رو لازم داره اون فانکشن رو فراخونی انگار میکنه. اینم به همون صورت عمل کرد. کامنت برگردیم سراغ من، این اپلای هم پاک میکنم، از سینتکتیک شوگرش استفاده میکنم. حالا این آرگومانی که try از شما میگیره این رو هم lazily داره میگیره، به این معنی که اینجا من اگه مستقیم یک exception throw کنم، اینجوری نیست که این عبارت همینجا اجرا بشه و این exception throw بشه و به main برسه. این عبارت ارزیابی نمیشه تا اینکه داخل خود try اولین بار اکسس میشه. اینجا دیگه companion object try میتونه اگه بخواد این رو کچ بکنه. متد apply try انقدر ساده است که میتونیم یه نگاهی هم بهش بکنیم. کلیک کنم apply. کل کاری که میکنه این هست، یک try catch بلاک. توی expression جلوی try گفته که success r رو برگردون. اینجا اگه exceptionی بده همینجا کچش میکنه. در صورت که اون exception non fatal بود، یک instance failure با اون exception برمیگردونه و اگه fatal بود هم نمیگیرتش تا بالا میره. قضیه این که non fatal چی و چطوری اینجوری روی match case داره کار میکنه رو براتون توضیح میدم در ادامه. پس اینجا به راحتی میتونید اگه بلاکی دارید که ممکن اکسپشن ترو بکنه، بذاریدش داخل ترای و این میتونه تبدیلش بکنه با اون مکانیزم اسکالایی، یعنی ترای که میتونه سکسس یا فیلیر باشه به جای اون مکانیزم های سنتی ترو کردن اکسپشن و کچ کردنش. ترای یک سری متد های کمکی هم داره از جمله تو آپشن که برای مواقعی که پیام خطا یا استک تریس خطا براتون دیگه مهم نیست، میتونید ترای رو تبدیل بکنید به یک آپشن که در اون صورت دیگه سام جواب رو بهتون میده یا نان میده. یا تابع فیلتر رو داره ترای که یک فانکشن رو به عنوان آرگومان از شما میگیره، اون فانکشن حالت پردیکیت داره، یعنی خروجی بولین باید داشته باشه، و اون پردیکیت که شما به این فیلتر در واقع پاس میدید باعث میشه که ریزالت بیش از این هم فیلتر بشه، و در مواقعی که شما پردیکیت رو فالس برمیگردونید، این ترای به جای اینکه سکسس بشه تبدیل به فیلیر میشه و اکسپشنی که توی اون فیلیر میاد از نوع نو ساچ المنت اکسپشن هستش. از طریق این متد میشه ترای رو به ایدر هم تبدیل کرد. متد گت اور الس رو هم داره، اون مقدار خروجی که داشته رو برمیگردونه و در صورت که فیلیر باشه اون مقدار دیفالتی که اینجا شما به عنوان پارامتر بهش میدید برمیگردونه. این دوتا متد هم خیلی مهم هستن. متد ریکاوری که شما از طریق یک پارشل فانکشن میتونید بعضی از حالتهای اکسپشن رو از طریق پترن میچینگ هندل بکنید. برای مثال اینجا من گفتم که اگه اون throwable از نوع exception باشه که دقیقا با این هم مچ میشه، این try رو success کن با خروجی صفر. خروجی رو میتونیم با هم چک کنیم و خروجی success صفر شد و اون متد های موندی یعنی map و flat map روی حالت success عمل میکنن. مثلا اگه اینجا ما exception throw نمی کردیم و مقدار 10 رو برمیگردوندیم، اینجا میتونیم روی try یک map بزنیم، یک تبدیل روی اون مقدارش انجام بدیم. مثلا من خروجی رو به علاوه 10 میکنم. توجه داشته باشید که try immutable هست و وقتی که شما map میزنید یک try جدید در واقع ساخته میشه و اون اولی عوض نمیشه. خروجی این عبارت هم باید بشه success 20. اگه اینجا exception رو throw بکنیم، اولا تایپ این try اولیه میشه try nothing، به خاطر اینکه اسکالا استنتاج کرد که اون بلاک تایپش میشه nothing، به خاطر اینکه throw کردن exception تایپش nothing بود و این مپ رو اینجا خراب کرد چون این underscore هم تایپش شد nothing و علامت جمع روش معنی نداره. میتونیم یه کاری بکنیم که تایپ این بلاک رو int استنتاج رو کنه. الان دیگه تایپ کل این بلاک میشه سوپر کلاس مشترک int و nothing که در نهایت باعث میشه بلاک از نوع int بشه. این مپ رو اگه بعد از recover حالا انجام بدیم مجددا الان 20 رو به ما میده. اگه کاری بکنیم به اکسپشن بخوریم، اینجا 10 رو به ما میده چون که تا اینجا تبدیل میشه به یک فیلیر. ریکاوری باعث میشه که اون اکسپشن مچ بشه با این پارشل فانکشن که ما نوشتیم و دوباره تبدیل بشه به سکسس 0 و این مپ هم روی سکسس دوباره اعمال میشه و اون صفر رو 10 تا بهش اضافه میکنه و میشه 10. متد فلات مپ مثل مپ میمونه، منتها بر اساس اون مقداری که سکسس قبلی تولید کرده یک ترای جدید که ممکنه دوباره فیل بشه میتونه تولید بکنه. فلات مپ حالتیه که بر اساس
سکسس قبلی یک ترای جدید تولید میکنه. اگه بخواید بر اساس فیلیر قبلی یک ترای جدید تولید بکنید، از ریکاور وید میتونید استفاده بکنید. موند بسیار بسیار مهم دیگه که توی اسکالا داریم موند فیوچر هست. فیوچر رو میشه ترای دونست که نتیجهش ممکنه هنوز حساب نشده باشه. برای مثال یک کار آی او شما میکنید و یک خروجی استرینگ میخواد بهتون بده، مثلا فرض کنید یک تکست فایل میخواید بخونید از روی دیسک. اگه سینک بخواید بخونید و از لایبرری های سینک دارید استفاده میکنید، فراخونی اون رید از روی فایل تردتون رو بلاک میکنه تا زمانی که نتیجه برسه و بعد اون نتیجه رو در قالب یک استرینگ آماده بهتون میده. ولی اگه از لایبرری های ایسینک استفاده بکنید و کارها رو بخواید به صورت نان بلاکینگ انجام بدید، لایبرری ها معمولا فیوچر بهتون برمیگردونن. یعنی وقتی که شما رید فایل رو صدا میزنید روی لایبرریتون، دیگه بهتون استرینگ برنمیگردونه، بلکه فیوچر استرینگ برمیگردونه و از طریق اون فیوچر میتونید شما پیگیری بکنید که نتیجه رسید یا نرسید. و از اون بالاتر اینکه این یک مونده و شما میتونید تبدیل های مختلفی روی این تعریف بکنید که روی اون محتوایی که از فایل خونده شده اعمال بشه و یک فیوچر جدید داشته باشید. ساده ترین راه برای ساختن این فیوچر به این صورت هست، در واقع استفاده از متد اپلای کامپانین ابجکت فیوچر. توی آرگومنتاش همونطور که میبینید یک پارامتر از نوع تیم میگیره به صورت لیزی. یعنی عبارت که شما اینجا مینویسید قبل از فراخونی اپلای در واقع ایوالویت نمیشه. عبارت که شما اینجا مینویسید انگار تبدیل میشه به یک فانکشن و دیگه دست اون متد اپلای هست که اون رو چطوری اجرا بکنه و کی. یه بلوک من اینجا باز میکنم و داخل این بلوک از 1 تا 10000 رو به کمک متد سام کالکشن ها جمع میکنم و به عنوان خروجی میدم. متد اپلای بذارید من سریع هم بنویسم. متد اپلای فیوچر از کارینگ داره استفاده میکنه و یک لیست دومی از پارامترها رو هم داره میگیره که اون لیست دوم رو میشه به صورت ایمپلیسیت هم بهش داد. توی آرگومان اگزیکیوتر که اینجا میبینید، شما یک اجرا کننده به این فیوچر پاس میدید و وظیفه اون اجرا کننده هست که اون آرگومان اول رو اجرا بکنه و خروجی که برمیگردونه اون اینستانس داخل فیوچر رو در واقع تعیین میکنه. و همونطور که میشه حد زد این اگزیکیوتر روی یک ترد دیگه در واقع اون آرگومان اول رو ارزیابی میکنه. اگزیکیوشن کانتکست به طور کلی یک تابع اصلی داره که اون تابع اصلی یک رانبل رو اجرا میکنه و رانبل هم میشه برابر با یک فانکشن زیرو گیر. از طریق این متدهای فرامی که توی کامپین ابجکتش وجود داره میتونید اگزیکیوتر و اگزیکیوتر سرویس از روی ترد پول های جاوا بسازید و بهش بدید. من از اگزیکیوتر سرویس اینجا استفاده میکنم. اگزیکیوتر سرویس رو توی جاوا به کمک متدهای استاتیک کلاس اگزیکیوترز میساختیم. اینجا انواع اقسام ترد پول ها رو بهتون میتونه بده. حالتی که استفادهش توی جاوا خیلی رایج بود فیکس ترد پول بود که شما یک ترد پول ایجاد میکردید با یک تعداد مشخصی ورکر ترد و کارهایی که شما به این اگزیکیوتر سرویس سابمیت میکردید اون از طریق این ترد ها انجام میداد. حالت خاصی از فیکس ترد پول میشه سینگل ترد اگزیکیوتر که انگار همونه با پارامتر 1، یه دونه ترد بیشتر نداره. کش ترد پول رو هم داریم که در ابتدا هیچ تردی نداره و به هر میزانی که نیاز باشه ترد میسازه برای انجام دادن کارها، ولی تردهایی که میسازه رو از بین نمیبره. چرا؟ چون یک ترد جدا از اینکه خودش یک کلاس نسبتاً سنگین جاوایی هست، باید یک ترد توی سیستم عامل هم ایجاد بشه و ساختن یک ترد به طور کلی بی هزینه نیستش. و کاری که این میکنه اینه که تردهایی که ساخته میشه رو از بین نمیبره و اونها رو نگه میداره برای تسکایی که شما در آینده اگزیکیوت میخواید بکنید. یک اگزیکیوتر سرویس که از جاوا 8 ساخته شد و در موارد خاصی میتونست خیلی افیشنت باشه فورک جوین پول بودش، که فورک جوین پول میاد از یک مکانیزم هوشمندانه و خیلی ساده ای که توی خودش داشته، وظیفه هماهنگ کردن بین تردها رو دیگه به سیستم عامل منتقل نمیکنه و همینجا داخل جاوا و به صورت خیلی ساده این کار رو انجام میده برای تسک هایی که نان بلاکینگ هست. دقت بکنید تسکی که بلاکینگ باشه، اگه ما بخوایم کانکارنسی روی اونها داشته باشیم چاره ای نداریم جز اینکه کانکارنسی و هماهنگ کردن اونها رو از طریق تردها به سیستم عامل بسپریم. ولی این فورک جوین پول برای حالتی ساخته شده که تسک ها خیلی ریزن، تعدادشون خیلی زیادن و نان بلاکینگ هن. یعنی واحدهای محاسباتی کوچیکن. اینها رو راحت توی یک صف میذاره و اجرای اینها رو میسپره به ترد پولی که داخل خودش داره و بعد مکانیزم همگام سازی این تسک ها رو با هم دیگه از طریق سیستم عامل انجام نمیده، بلکه از اون مکانیزم جوین ساده ای که داخل خودش داره انجام میده. منظورم از جوین چیه؟ فرض کنید شما یک الگوریتم سورت رو می‌خواستید پارالل پیاده سازی بکنید. برای مثال مرج سورت. سمت چپ رو باید سورت می‌کردید، سمت راست رو باید سورت می‌کردید و بعد نتیجه رو مرج می‌کردید. اگه سورت کردن سمت چپ و راست رو به صورت پارالل
پارالل می‌خواستیم انجام بدیم، باید سب می‌کنیم نتیجه سورت کردن این دو جزء آماده بشه. در واقع این دوتا تاسک رو جوین می‌کردیم و اون وقت بود که می‌تونستیم نتیجه اینها رو مرج بکنیم. اون جوین معمولا از طریق سیستم عامل انجام می‌شد و ویت کردن روی اون ترت ها، که فورک جوین پول دیگه از اون مکانیزم ویت سیستم عامل استفاده نمی‌کنه. اگه جزئیاتش رو خواستید بدونید، من یک مقاله روی سایت قرار می‌دم، اون رو مطالعه بکنید. و اگه واقعا به چیزای زیرساختی علاقه‌مندین، حتما پیشنهاد می‌کنم که یه نگاهی به این مقاله بندازید. پس به طور کلی اگه اپلیکیشن ما نان بلاکینگ هست، بهترین گزینه با اختلاف استفاده از فورک جوین پوله که از این ورک استیلینگ پوله میشه گرفت. یه پارامتر پارالیلیسم هم میتونیم بهش بدیم که به طور ساده اگه بخوام بگم، این تعداد ترت هایی که برای انجام کارهای نان بلاکینگ کنار میذاره. برای کارهایی که احیانا ممکنه بلاکینگ پیش بیاد بین کارامون، بهتون توضیح میدم که ما چیکار بکنیم و اون برای ما چیکار میکنه. اگه درجه پارالیلیسم مشخص نکنیم، اون درجه رو به طور دیفالت قرار میده با تعداد کورهای سی پی یو. معمولا توی موارد خیلی خاصی نیاز میشه که شما خودتون یک اکزیکیوشن کانتکست ایجاد بکنید. وقتی دارید لایبرری مینویسید یا به طور خیلی مشخصی میخواهید اکزیکیوتر یک بخش از برنامه‌تون رو از یک بخش دیگه جدا بکنید، ولی توی برنامه معمولی میتونید از گلوبال اکزیکیوشن کانتکست خود اسکالا استفاده بکنید، که اون هم دقیقاً یک فورک جوین پول هستش با درجه کانکارنسی تعداد کورهای سی پی یو و اون خیلی هم خوب کار میکنه و کاملا اوکیه. ابجکت گلوبالی که خدمتتون عرض کردم توی این مسیره و اون ایمپلیسیت هم هست، یعنی کافیه شما این رو توی اسکوپ برنامه‌تون داشته باشید تا این پارامتر لیست بتونه ازش استفاده بکنه. من صرفا این رو اینجا ایمپورت میکنم. حالا این مایسام یک فیوچر اینت میشه. این فیوچر اینت ممکنه نتیجهش آماده شده باشه و ممکنه نشده باشه. این فیوچر رو بذارید پرینت بکنیم. چیزی که اینجا پرینت کرده میگه که فیوچر هنوز کامپلیت نشده. دلیل اینه که این عبارت رو اون اکزیکیوشن کانتکست اجراشو محول میکنه به یک ترید دیگه ای. در واقع اینجا ما بلاک نمیشیم تا نتیجه این برسه. و ترید اصلی به محض اینکه این عبارت رو میده به اون اکزیکیوتر سرویس، میره دستور بعدی رو اجرا بکنه. ترید اصلی رو ما اینجا میتونیم مثلا یک ثانیه بخوابونیم از طریق تابع استاتیک اسلیپ از کلاس جاوای ترید. یک ثانیه من میخوابونم. توی اون یه ثانیه دیگه جواب آمده شد و فیوچر کامپلیت بود. قاعدتا اگه شما برنامه‌تون رو نان بلاکینگ دارید می‌نویسید، لایبرری هایی هم که استفاده می‌کنید باید نان بلاکینگ باشن و ایسینک باشن، و توی چنین برنامه‌ای معمولا شما فیوچرها رو به هم دیگه پاس میدید و نیازی نیست که شما ویت بکنید برای نتیجه یک فیوچر. اگه شما به هر دلیل می‌خواید تبدیلی روی یک فیوچر بزنید، کافیه از خاصیت موندی که فیوچر استفاده بکنید، یعنی مپش و فلت مپش. برای مثال اینجا نتیجه شده 50,005,000. اگه من دو برابر این رو بخوام، میتونم فیوچر رو مپ بکنم، میگم خروجی هرچی بود ضرب در دوش بکن. تا اینجا یک فیوچر برای شما ساخته میشه و بعد مپ اون فیوچر اولیه دست نمیخوره، بلکه فیوچر جدید شما دارید میسازید. به طور سنتی میشه خود فیوچر رو هم بررسی کرد. مثلا متد ایز کامپلیت داره که بهتون میگه کامپلیت شده یا نشده، یا متد ولیو رو داره که بهتون آپشن ترای اون خروجی رو میده. ترای بودنش به خاطر اینه که ممکنه تو اون بلاکی که ما توی اپلای رد کردیم یک اکسپشن رخ بده و اونجا دیگه خروجی به اون نمیده، بلکه اون اکسپشنی که رخ داده رو میده. آپشن بودنش هم به خاطر اینه که ممکنه کامپلیت باشه یا نباشه فیوچر تو اون لحظه که شما ولیو رو روش صدا میزنید. اینم پاک کنم. یه فیوچر دیگه من درست میکنم که از 10,000 تا 20,000 رو با هم جمع بکنم. الان دو تا مایسام من دارم که هر دو تا اینها ایسینک هستن. این خودش فیوچر اینت و این هم فیوچر اینت. چطوری میشه نتیجه اینها رو با هم جمع کرد؟ اینجا همون قضیه مپ و فلت مپ و فلت اند دوباره پیش میاد. راه وربوس و ناخواناش اینه که این مایسام کلی درست میکنم. میگم مایسام 1.map ریزالت 1 رو بگیر. الان مایسام 2 map ریزالت 2 رو ازش بگیر. R1 که به علاوه R2 رو خروجی بده. مثل موردهای قبلی الان شد فیوچر فیوچر اینت. یه راه حل اینه که روی کل این عبارت یک فلتن بزنیم و این فیوچر تو در تو رو صاف بکنیم. راه درست‌تر این بود که اولیه رو فلت مپ بزنیم. یه سینتکتیک شوگر هم داشتیم برای وقتی که تعداد فلت مپ و بعد یک مپ داشتیم که فور کامپریهنشن بود. حالت قشنگتر اون عبارت رو میشد اینجوری نوشت. این عبارت رو به این صورت میشه تفسیر کرد که مایسام 1 وقتی کامپلیت شد نتیجهش رو توی R1 داریم، مایسام 2 وقتی کامپلیت میشه نتیجهش رو توی R2 داریم. پس هر دوی اونها وقتی کامپلیت بشن تو بلاک ییلد میتونیم تصور کنیم هر دوی اونها کامپلیت شدن و با R1 و R2 مستقیم کار کنیم، ولی کل این عبارت در واقع میشه فیوچر اون چیزی که اینجا مینویسیم. مایسام رو من اینجا چاپ میکنم.
قبلش هم دوباره باید یه ویتی بکنیم که این فیوچرها آماده بشن. اگه بخوایم از متد اسلیپ ترید استفاده نکنیم، اسکالا یک آبجکتی داره به اسم await که توی پکیج کانکرنت هست، ایمپورت میگیم بکن. یه تابع ریزالت داره و یک تابع ریدی. چه تابع ریدی و چه تابع ریزالت روی یک اویتبل تا یه زمان مشخصی ویت میکنن تا جوابشون برسه و کامپلیت بشن. فرقشون به طور کلی اینه که ریدی خروجی همون اویتبل رو بهتون خروجی میده، ریزالت ولی خروجی حالت سکسس اون اویتبل رو بهتون میده. مثلا اگه سکسس نشه اکسپشن ترو میکنه. همینجا بگم که فیوچر ساب کلاس اویتبل، ما فرض رو بر این میذاریم که این موفقیت آمیزه و اگه نبود اکسپشن رو ترو بکن. اینجا فیوچر رو بهش میدیم مایسام. اینجا یه سقفی میذاریم برای مدت زمانی که قرار ویت بکنم. یه آبجکت از تایپ دیوریشن میگیره، از طریق duration.create میتونید مشخص بکنید. میگم که 3 ثانیه حد اکثر ویت بکن برای اینکه جواب مایسام برسه و خروجی این دیگه میشد نتیجه اون فیوچر مایسام. اجرا کنیم و نتیجه رو ببینیم. نتیجه اینجا شد جمع نتیجه مایسام 1 و نتیجه مایسام 2. اگه این مدت زمانی که صرف میکنیم برای جواب کافی نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینجا من یه اسلیپ 1 ثانیه میذارم، زمان اینم میکنم 1 میلی ثانیه. این عبارت پس وقتی که ماکسیموم به مدت انقدر صبر کرد و این فیوچر کامپلیت نشد یک تایم اوت اکسپشن ترو میکنه. اینجا این کاری که من اینجا کردم یک کار کاملا غیر استاندارد بود. همونطور که گفتم تسکایی که شما به یک فورک جوین پول دارید سابمیت میکنید در حالت عادی باید همه نان بلاکینگ باشن. چرا؟ چون شما بهش گفتید درجه پارالالیسم 8 رو میخوام و اون 8 تا ترید دیگه بیشتر برای شما درست نمیکنه. وقتی که شما تسکای بلاکینگ سابمیت بکنید به اون فورک جوین پوله، اون 8 تا ترید ممکنه همشون بلاک بشن و دیگه شما هیچ ورکر تریدی ندارید که وقتی کار بهش سابمیت میکنید انجام بده، در صورتی که سی پی یو تون هم بیکار نشسته چون این 8 تا ترید بلاک شدن. پس شما ظرفیت این رو دارید که کار محاسباتی انجام بدید ولی در واقع از ظرفیت سی پی یو استفاده نمیکنید. فورک جوین پول یه کمکی اینجا به شما میتونه بکنه، اینکه اگه شما یک تسک بلاکینگ دارید این رو از قبل مشخص بکنید که اون موقتا یک ترید اضافه بکنه به پولش تا بلاک شدن این رو جبران بکنه یه جوری و اون درجه پارالالیسم که میخواستید حفظ بشه که بای دیفالت درجه پارالالیسم برابر بود با تعداد کورهای سی پی یو. کاری که اینجا میتونیم بکنیم اینه که اون بخش بلاکینگ رو مشخص بکنیم از طریق عبارت بلاکینگ. البته بلاکینگ رو ایمپورت هم باید بکنیم. باز ترجیح ما اینه که کلا چیز بلاکینگ نداشته باشیم، ولی اگه احیانا موردی پیش اومد اینطوری حتما مشخصش بکنید که بالانس فورک جوین پولتون به هم نریزه. این رو دوباره برمیگردونم به 3 ثانیه. یه آزمایش کوچیکی بذارید با هم بکنیم. زمانی که استارت ارزیابی این بلاک ها کلید میخوره رو بیاید بسنجیم. الان وقتی اینا شروع بشن این عبارت چاپ میشه. قبل و بعد این ویت هم علامت گذاری کردم. یه کار دیگه هم میکنم داخل این بلاک، میگم اسم تریدش رو هم چاپ بکنم. این رو اجرا میکنیم. اینجا مشخصا این پرینت قبل از ویت روی ترید مین اجرا شد و عبارت های داخلی این فیوچر ها هر کدوم روی یک ترید جداگانه اجرا شدن و اون ترید ها متعلق بودن به این گلوبال اکزیکیوشن کانتکست که این داخلش یک فورک جوین پول هست و اون فورک جوین پوله دوباره داخلش یک ترید پول داره. در هر صورت اینها بلاک نکردن ترید مین رو و روی ترید های جداگانه اجرا شدن. یه آزمایشی هم بذارید روی این بلاکینگ تعریف بکنیم. اون چیزی که داشتم پارامترایز کردم به این صورت که بذاری هر n یه فیوچر بتونه به همین نفع تولید بکنه، شماره فیوچر رو اینجا برای اون چاپ بکنه، حتما رنج عددم بر اساس n تغییر کنه. تعداد کورهای سی پی یو هم 12 تا، 20 تا از اون فیوچر من درست میکنم. الان کل این عبارت میشه سیکوئنسی از فیوچرهای اینت. پس یعنی یه مجموعه فیوچر الان داریم. اینو میتونیم برعکسش بکنیم. یعنی بگیم وایس همه این فیوچرها کامپلیت بشن و یه فیوچر با اون بده از سیکوئنسی از جوابها. یه متد کمکی آبجکت فیوچر داره به اسم سیکوئنس که دقیقا این رو بهش میدیم و این تبدیلش میکنه به فیوچر سیکوئنسی از اینت. حالا دیگه روی این میتونیم یه مپ بزنیم، داخل مپ اون سیکوئنس اینت رو به اون میده و ما سام رو روی اون بزنیم. در نهایت این مایسام آخری یک فیوچره که زمانی کامپلیت میشه که همه اون فیوچرها کامپلیت شده و بعد نتیجه کل اونها رو با هم جمع میکنه و داخل خودش نگه میداره. این تیکه بلاکینگ رو ما علامت گذاری کردیم. اجازه بدید من این رو اجرا میکنم. خروجی خیلی مهمه، این رو دقت بکنید. اول ما میدونیم که فورک جوین پولی که کانتکست داشت با دیفالت 12 تا ترید بیشتر درست نمیکرد چون من 12 تا کور بیشتر سی پی یو نداره، ولی اینجا از اسم تریدا میشه فهمید که از 20 تا بیشتر ترید داره و دلیلش دقیقاً این بلاکینگی بود که من اینجا نوشتم. این برای اینکه این عبارت بلاکینگ درجه پارالالیسم رو خراب نکنه به ازای هر بلاکینگ یه ترید درست میکرد. اگه این بلاکینگ رو بردارم میتونیم ببینیم که
12 تا از اون فیوچرها که ساختیم از طریق 12 تا ترید در حال اجرا هستن و همه اینها بلاک شدن و این باعث میشه که کل ترید های داخل اون ترید پول گلوبال اکزیکیوشن کانتکست همشون بلاک بشن و فیوچرهای بعدی که در واقع از 13 به بعد میشن اینها معطل بشن تا اونها کامپلیت بشن. و اگه این کار رو ما روی یک سرور انجام داده بودیم کاملا اشتباه بود، چون دیگه از ظرفیت کامل سی پی یو اونطوری استفاده نمیکردیم. ولی اگه عمل اسلیپ رو اینجا دیگه نداشتیم همچین مشکلی پیش نمیومد. پس اگه چیزی که شما توی فیوچر مینویسید نان بلاکینگ هیچ مشکلی نداره و فورک جوین پول عالی کار میکنه براش. ولی اگه تیکه دارید توش که بلاکینگ هست حتما مشخص بکنید تا ترید جدا براش ساخته بشه. این رو برمیگردونم به هم حالت ساده‌ای که بود وقتی که مایسام 1 و مایسام 2 رو داشتیم و اینها رو می‌خواستیم جمع بکنیم. همونطور که بهش اشاره کردیم بلاک‌ها ممکنه اکسپشن توشون رخ بده و اون ریزالت رو نتونن تولید بکنن. مثلا اینجا من یک اکسپشن می‌ذارم ترو بکنه وقتی که این فیوچر اولیه داشت ساخته می‌شد. داخل این بلاکی که قرار ایسینک اجرا بشه و مقدارش بریزه داخل این فیوچره. پس قاعدتاً این نتیجه نباید تولید بکنه این فیوچر. این رو اجرا بکنیم و اینجا به خاطر اینکه await result زده بودیم اون ریزالت رو نتونست بگیره و این اکسپشن در واقع به ترید مین منتقل شد. ولی اینجا اگر ردی استفاده می‌کردیم ردی خودمون فیوچر رو برمیگردون ولی وای میستاد که کامپلیت بشه. این تا ته میره ولی فیوچر مایسام که کامپلیت میشه دیگه تبدیل به سکسس نمیشه، تبدیل به فیلیر میشه. اگه دقت کنین گفتم که فیوچر مثل یک ترای ایسینک میمونه. فیوچر هم مثل ترای ریکاور و ریکاور ویت داره و شما میتونید میچ کنین روی یک حالتهای خاصی از این اکسپشن ها و یه خروجی ساکسس از طریق اونها توی ریکاور برگردونید. میتونید اکسپشن رو تبدیل به یک اکسپشن دیگه بکنید. من با ریکاور این اکسپشن رو همینجا سعی می‌کنم هندل کنم. میگم هر چیزی بود از نوع نامبر فرمت اکسپشن خروجی رو به صفر بده. الان اگه این رو اجرا بکنیم فیوچر بعد از کامپلیت شدن شد فیوچر سکسس، در واقع جمعی که از مایسام 2 بود چون این اولیه دیگه ریکاور شد و تبدیل شد به صفر. یا اینکه ریکاور رو روی این فیوچر ترکیبی هم میتونستیم بزنیم به این صورت. الان دیگه یا هر دوتا اینها سکسسفول میشن و جمع کل میشه جمع اون دوتا، یا هم که اکسپشن رخ میده و این ریکاور اگه اکسپشن تایپش مچ بشه با این خروجی رو صفر میکنه که باید اینجا صفر بگیریم. این را به طور کلی برای تعریف کردن فیوچرهایی بود که شما می‌خواستید اون پارامتر به صورت لیزی رو از طریق اکزیکیوشن کانتکست اجرا بشه. اگه جایی هست که شما مجبورید یک فیوچر درست بکنید ولی نتیجه‌اش رو همونجا میدونید، میتونید مستقیم از future.successful استفاده کنید و اینجا آرگومانش هم حتی لیزی نیست. یعنی کل این عبارات ارزیابی میشه و یه مقدار به successful داده میشه. یا اگه میدونید مستقیم فیوچری که می‌خواید درست کنید failed، از متد failed روی object future استفاده کنید و مستقیم اون object exception رو بهش بدید. اینجا الان تبدیل البته به error شد چون که این future شد future nothing. دلیلش هم احتمالا خودتون دیگه میدونید. این که هیچ نتیجه تولید نمیکنه، من همینجا میتونم سریع هم بگم future int. این compiler رو هم بره. بعضی وقتا توی یک نقطه از برنامه شما مجبورید که یه future به جای بدید. این که اون future successful باشه failure، اگه successful مقدارش چیه و اگه fail میشه exceptionش چیه رو خواهید این رو بعداً تعیین بکنید. حالا یا به صورت async میخواهید حسابش بکنید یا هم که یه جای دیگه از برنامه اصلا داره حساب میشه، اون وقت یه چیزی به کمک شما میاد به اسم پرامیس. به این صورت از طریق کمپانی ابجکت پرامیس میشه به همین راحتی یک پرامیس درست کرد. اینجا یک تایپ آرگومنت هم داره که اگه هیچی نذارید کامپایلر خودکاری رو ناتینگ میکنه. اینجا اگه میخواید تایپ دار باشه خروجی این پرامیسه، تایپش رو همینجا پس بذارید. الان میتونیم از طریق اون پرامیسه یک فیوچر ازش بگیریم با فراخونی متد فیوچر روش که فیوچر تایپش میبینید فیوچر اینت شده به خاطر اینکه پرامیس اینت بود. الان اگه به پرامیس اکسس داشته باشید میتونید فقط و فقط یک بار تعیین کنید که خروجی اون فیوچر در نهایت چیه، اینکه ساکسس هست یا نیست و مقدارش چیه، یا اگه فیوچر میخواد فیلیر بشه اکسپشنش چیه. من اینجا فیلیرش میکنم با همون نامبر فرمت اکسپشن و این همون نتیجه قبلی رو با ما میده. چه سکسسفول چه فیلیرش بکنید یک پرامیس رو، اون فیوچر در واقع کامپلیت شده، یعنی کارش تمومه. اگه کامپلیت کردن اون فیوچر رو موکول بکنم به بعد این اوایت، قاعدتا الان با اجرای این دیگه باید تایم اوت بگیریم چرا دیگه اون فیوچر اصلا کامپلیت نمیشه، حالا چه تو 3 ثانیه چه تو 300 ثانیه. و همونطور که انتظار داشتیم تایم اوت اکسپشن گرفتیم در واقع از این متد ردی. پس پرامیس برای این کاربرد داشت که شما یه فیوچر بسازید و مقدارش رو بعداً تعیین بکنید. دقت بکنید که پرامیس فقط یک بار میتونه تکلیف فیوچر رو مشخص کنه. یعنی اینجا بعد از اینکه من فیلیرش کردم اگه بخوام سکسسش کنم با صفر، خود این اکسپشن میده بهتون خطا میده که پرامیس همین الان هم کامپلیت هست و چیزی که کامپلیت هست رو دوباره نمیتونه کامپلیت بکنی. این کد رو کامنت کنیم. بحث بعدی که داریم اکستراکتور ها هستن. فرض کنید یه متغیر تاریخ داریم، تا
تاریخ تولد من 11 مهر 1368. پتر مچینگ که روی این میشد زد چیا بود؟ میتونستیم با یک ولیو دیگه این رو چک بکنیم ببینیم برابر هستن یا نه، و برای اون حالت یک اکسپرشن نتیجه بذاریم. میتونستیم روی تایپش مچ انجام بدیم، مثلا چک بکنیم که تایپش استرینگ هست یا نه، اگه بود نتیجه رو تعیین بکنیم. دوتا کاندیشن رو میتونستیم با اور به هم وصل بکنیم، یا اینکه حالت اند به وجود بیاریم و گذاشتن ایف جلوی شرط اولی و نوشتن شرط دومی جلوش. از اینها اگه بگذاریم اکستراکتور ها رو داشتیم. برای مثال اگه یادتون باشه توی جلسه قبل ما هم گفتیم که اگه اون متغیر یک تاپل دوتایی بود و عنصر اولش x1 و x2 بودن، در ازای اون مثلا یک کاری انجام بده. این چیزی که اینجا نوشتیم و این متغیرهایی که از توش درآوردیم یه سینتکس خاص نبود، بلکه اکستراکتور یک تاپل بود. این رو همجا من کامنت میکنم و میخوایم خودمون یک اکستراکتور بنویسیم. اکستراکتور تابع آن اپلای یا آن اپلای سیکونس یک آبجکته. الان اینجا من یک اکستراکتور به اسم دیت درست میکنم، توش باید تابع آن اپلای بنویسم. اینجا یک آرگومان از شما میگیره که اون آرگومان دقیقا همون چیزی بود که اینجا روش مچ میزدید، یعنی توی مثال خاص یعنی این دیت میشد. اسم این رو من اصلا میتونم بذارم دیت، نوعش هم استرینگ. اکستراکتور میتونه سه تا حالت داشته باشه، یا اینکه صرفا مچ شدن و مچ نشدن رو تشخیص بده، یعنی یه ولیدیشن ساده، یا اینکه این عنصر رو دیکامپوز یا تجزیه بکنه و یه سری تیکه ازش در بیاره که اون تیکه رو شما بتونید استفاده کنید. این اکستراکتوری که تاپل داشت در واقع یک دیکامپوزر بود که اون تاپل رو میتونست دو تیکه بکنه و هر تیکش رو به شما بده که جداگونه استفاده بکنید توی مچ کیستون. وقتی که شما یک عنصر دیکامپوز میکنید به طور کلی دو حالت ممکنه پیش بیاد، یک تعداد اون عناصرها و پارت‌ها فیکست و ثابته، دو حالتی که تعداد اون عناصر ثابت نیست و متغیره. اولین اکستراکتور که میخوام بنویسم فقط برای اینه که چک بکنه دیت هست یا نیست. اینجا خروجی تابع آن اپلایتون رو بعد از نوع بولیان بگیرید. اینجا من یه چکینگ ساده انجام میدم که اگه این کاراکتر و این کاراکترش اسلش بود این دیت در واقع مچش بکنه. نحوه استفادهش هم به این صورته که دیت رو می‌نویسید، اجزای دیکامپوز شده رو توی پرانتز باز و بسته می‌گیرید که اینجا هیچی نداره، و بعد مچ کیستون رو می‌نویسید. من خروجی این رو چاپ بکنم. الان ولیدیت چاپ شد چون این تونست مچ بشه. اگه این یه کاراکتر دیگه بود دیگه با اون مچ نمیشد چون حالتی داشتیم که هندل نکرده بودیم. اگه اینجا یه کیس بدون شرط بذارید میتونیم از شرط مچ ارور هم راحت شیم. اینم برمیگردونم سر جاش. حالت دوم حالتیه که شما این اینستنس رو میتونید دیکامپوز بکنید به تعدادی اجزای مشخص. اینجا باید خروجی یک آپشن بیرون بدید که آپشن میتونه سام باشه یا نان باشه. اگه مچ نشود نان برگردونید و اگه مچ میشه سام یه مقداری رو باید برگردونید. ما اینجا حالتی رو در نظر میگیریم که تعداد اجزایی که بهش تجزیه میشه رو داریم. دیت اینجا اصلا سه تیکه داره. تاپل ستایی برمیگردونم این تو. داخل این اول چک میکنم که این شرط در موردش برقرار هست یا نه. اگه بود سام این تاپل ستایی از اون اجزایش رو برمیگردونم و در غیر این صورت هم نان برمیگردونم. الان دیگه اجزا رو میتونیم اینجا ازش بگیریم. در واقع وقتی اینجا این کیس میخواد بررسی بشه اون موردی که روش داشتیم ما مچ میزدیم به تابع آن اپلای میده و خروجیش رو بررسی میکنه. اگه نان بود با این کیس مچ نشده و میره سراغ کیس بعدی، ولی اگه سام بود یه تاپل ستایی خروجی میگیره و اون سه عنصر میشن سه عنصری که اینجا مینویسیم و از اون سه عنصر میتونیم توی نتیجه‌مون دیگه استفاده بکنیم. مثلا من اینجا سال رو چاپ میکنم و به این صورت جواب میگیرم. اگه ندونیم چند عنصر خواهیم داشت این رو میتونیم تبدیل بکنیم به یک سیکونس. اینجا اسپلیتش بکنم با اسلش، روی اسلش تیکه تیکه میشه، هر تیکه رو هم باید اینت بکنم. الان اینجا بدیش این میشه که دیگه به این تمیزی سه تیکه رو نمیتونه بگیره و کسی که از این اکستراکتور میخواد استفاده بکنه یک پارتس میگیره و اون year رو خودش باید از تو پارتس در بیاره. ولی اینجا میشه یک کاری کرد، بگیم همون سیکونس رو مش بکن با این سیکونس با استفاده از دو تا اکستراکتور تو در تو اون year رو در بیاره. دقت کنید که این داخلی هم اکستراکتور کمپانین آبجکت سیکونس هستش. ولی کار راحت تر اینه که به جای آن اپلای اینجا از متد آن اپلای سیکونس استفاده کنیم و دیگه اینجا نیازی نیست سیکونس بنویسیم. این کار یه خورده ترتمیزتر میکنه برامون و همون نتیجه رو میگیریم. اسکالا یه چیز باحال داره برای رگولار اکسپرشن ها که خیلی ترتمیز و باحال میشه برای پترن میچینگ ازش استفاده کرد. یک پترن رو به این صورت میشه تعریف کرد. رگولار اکسپرشن رو حتما سعی کن یاد بگیرید، خیلی خیلی به درتون میخوره توی برنامه‌نویسی. من یک رگولار اکسپرشن برای دیت هم جا می‌نویسم.
4 تا عدد اسلش 2 تا عدد اسلش 2 تا عدد. جوری این استرینگ اگه دات آر رو بزنید از طریق یک ایمپلیسیت این تبدیل میشه به یک رگولار اکسپرشن آبجکت. اینکه کدوم ایمپلیسیت هم از طریق ادیتور میتونید بفهمید، پیدا کردنش دیگه با خودتون. الان این آبجکت از نوع رجکس داریم. این رجکس اکستراکتور خیلی خوب داره. قبل از اینکه ازش استفاده کنم البته این پارت ها رو گروپ بکنم، حالا دیگه این گروپ ها رو میتونم ازش در بیارم، یه اسم گویا هم براش بذارم، دیت پترن. حالا اینجا میتونیم بگیم دیت پترن و از اکستراکتور این رگولار اکسپرشن استفاده کنیم. اینجا گروپ 1 رو ازش میگیریم، اینجا گروپ 2 و اینجا گروپ 3 و به همین نحو میتونید گروپ ها رو از توش در بیارید اگه مچ بشه و همین الان این جواب باید بده و اون نتیجه که میخواستیم با یه رجکس گرفت. این عبارت رو اینطوری هم میشد نوشت، بک اسلش وقتی توی یک استرینگ دابل کوتی میاد، همونطور که میدونید معنی اسکیپ کاراکتر رو میده و اگه واقعا کاراکتر خود بک اسلش منظورتونه دو تا بک اسلش باید بذارید. ولی اگه توی اسکالا میخواستید استرینگی بنویسید که بک اسلش معنی همون کاراکتر بک اسلش رو بده و اسکیپ کاراکتر نباشه، پشت این استرینگ میتونید را بذارید. اجراش هم میکنیم و اوکی. این که چطوری را توی اسکالا نوشته شده و پیاده سازی شده مطالعهش باشه به عهده خودتون و من اینجا توضیح نمیدم. کار ما با اکستراکتورها تمامه. یه نگاهی به کیس کلاس ها بندازیم. فرض کنید یک کلاسی میخواید درست بکنید که مهمترین کاری که این میکنه اینه که یک سری داده رو توی خودش نگه میداره و حامل داده هست. ممکنه یه سری متد هم توش باشه، مهم نیست، ولی وظیفه اصلی این در واقع حمل اون داده هاست. برای چنین کاربردی معمولا پشت این آرگومنت ها توی کانستراکتور ول میذاشتیم که اینها تبدیل بشن به فیلد های ایمیوتبل. ما هم که طرفدار پراپا قرص ایمیوتبلیتی هستیم و طبق اون مکانیزم گتر ستر که اتوماتیک اسکالا داشت خیلی هم نگرانی نداریم بابت اکسس فیلد ها از بیرون و اشکال نداریم فیلد ها پابلیک باشن و در دسترس باشن. منتها یه بدی که داشتیم بود که هش فانکشن رو دیگه خودتون باید پیاده سازی می‌کردید، حتی تابع ایکوال رو هم دوباره خودتون باید پیاده سازی می‌کردید اگه می‌خواستید که با تابع اپلای کمپانی آبجکت این بتونید این کلاس رو اینستانشییت بکنید، اون اپلای رو هم خودتون باید می‌نوشتید. یا اگه دوست داشتید اکستراکتور برای این داشته باشید و توی پترن میچینگ هم راحت بتونید یه چیز رو با این میچ بکنید، اون وقت اکستراکتور رو هم خودتون باید می‌نوشتید. و کلا یک سری دغدغه‌ها که برای دیتا کلاس ها در وجود میاد اونها رو خودتون باید هندل می‌کردید. این تایپی که من اینجا تعریف کردم رو ببینید، در واقع تاپل ستایی string دابل. یه شباهت خاصی بین یک دیتا کلاسی که چند تا فیلد از چند تایپ داره با یه تاپلی که همون تعداد عنصر داره و با همون تایپ ها و با همون ترتیب. فرقشون در عمل اینه که این تاپل هر عنصرش دیگه نیم نداره مثل اون دیتا کلاسمون و این بعدها میبینیم که واسمون یه سری کاربردهایی داره. مثلا توی اسلیک میبینیم که اطلاعات مربوط به هر رو جدول رو اسلیک در قالب یک تاپل داره و این کلاس شما نیاز داره که بتونه خودش رو از روی یک تاپل پر بکنه. یعنی یه جورای تبدیل این به دیتا کلاسی که نوشتید تا اون فیلدها بتونه اسم پیدا کنه و توی اپلیکیشنتون راحت‌تر ازش استفاده بکنید و این کلاستون متدهای خودش رو هم داره که یه تاپل نداره. توی اسکالا اگه پشت این کیورد کلاس یک کیس بذارید، اولا دیگه میتونید این ول‌ها رو از پشت پارامترهای کانستراکتور بردارید و این کیس کلاس پارامترهای کانستراکتور رو با دیفالت فیلدهای ایمیوتبل می‌کنه. یعنی اون ول رو انگار خودش پشت اینا میذاره. یه کار خوب دیگه ای که میکنه اینه که تابع ایکوال رو براتون پیاده سازی میکنه که لاجیک اون ایکواله هم عطف مساوی بودن این فیلدهای دو تا آبجکت با همه و قاعدتا هم باید همینطور باشه. یه کار دیگه ای که این کیس دوباره براتون انجام میده اینه که تابع هش کد رو هم براتون پیاده سازی میکنه و با یک الگوریتم هش این سه تا فیلد رو در واقع با هم ترکیب میکنه و یه هش کد مناسب جدید تولید میکنه. با آپشنای مهمی که کامپایلر به صورت اتوماتیک واسه این کیس کلاس ها اضافه میکنه من دونه دونه اشاره میکنم. مثلا یک کمپانی آبجکت برای این کلاس درست میکنم و تابع اپلای رو هم روش میذارم که از طریق اون اپلای من اینجا یک اینستنس ازش گرفتم، یعنی کیورد نیو نذاشتم. تابع آن اپلای رو هم کامپایلر براتون جنریت میکنم که اکستراکتور هست برای عناصر داخلی این کیس کلاس. جدا از اینکه توی پترن میچینگ میتونید از این استفاده بکنید، در واقع برای تبدیل این کلاس به تاپل نظیرش که این بالا اشاره کردیم هم این متد میتونه قابل استفاده باشه و اینجا اون اینستنس رو من راحت تبدیل کردم به یه تاپل. اینجا از اون آن اپلای استفاده کردم برای راحت کردن کارم توی پترن میچینگ. اینجا میتونم هر شی رو میچ کنم با اینستنسی از اون کیس کلاسم با این شرط که مثلا نیمه مساوی نیما باشه و شرطی رو بقیه فیلدها دیگه نذاشتم. توی کمپانیون آبجکت این کیس کلاسمون یه متد داره به اسم تاپل که این رو میشه تاپل کانستراکتور تفسیر کرد و این برعکس کاری که اون آن اپلای میکرد رو داره میکنه. یعنی یه تاپل از شما میگیره و بعد یک اینستنس از اون کیس کلاس رو بهتون میده. یعنی اگه من چنین تاپل ستایی رو بسازم با استفاده از اون تاپل کانستراکتور میتونم یک اینستنس از شیام رو از روی اون تاپل بسازم. یه متد دیگه کاریت هم داره و این کاریت کانستراکتور بهتون میده.
به این صورت که مثلا اینجا ما سه تا فیلد داشتیم، پرایمری کانستراکتور که یک پارامتر دیست داشت که سه تا پارامتر توش بود، یک کانستراکتور دیگه اینجا انگار بهتون میده، در واقع یه فانکشن داره بهتون میده که این فانکشن کاریده با سه تا پارامتر لیست که هر پارامتر لیست یه دونه از این فیلدها رو از شما میگیره. در واقع با استفاده از این میشه پارشلی اینستانس گرفت از کلاس. مثلا من اینجا تو مرحله اسم و فامیل میرم ولی دیگه معدل رو بهش نمیدم، الان این یک فانکشن شد از دابل به کیس کلاس. حالا اگه به این فانکشنمون جی پی ای رو بدم دیگه کامل میشه و اون اینستانس رو میده. یه متد خیلی کاربردی که کلاس کیس کلاس داره متد کاپی هست. همونطور که آرگومان های متد برابر با آرگومان پرایمری کانستراکتور و همه اینها هم دیفالت پارامتر دارن. هر چند تا از این فیلدها که میخواد تغییر بکنه رو با استفاده از رد کردن پارامتر با اس به این متد بدیم. مثلا من جی پی ای ام رو میخوام بکنم 10، این کپی از اون آبجکت میگیره و همون استیت یعنی اسم و فامیل یکیه ولی با این جی پی ای جدید. دلیل داشتن همچین متدی اساسا برای اینه که تمام فیلدهای کلاس ایمیوتبله و به هر دلیلی بخواید یک فیلد رو عوض بکنید باید یک کپی از اون اینستنسی که داشتید بگیرید و توی اینستنس جدید اون فیلد رو عوض بکنید. یه چیزی در مورد کیس کلاس ها که من خودم اخیرا متوجه شدم، چون توی گروه تلگرامی اسکالای بحث شده بود و یه دوست پرمطالعه‌ای به این اشاره کرد و من قبلا بهش دقت نکرده بودم، وجود این متدهایی هست که اساسا مال تریت پروداکتن و اون تریت پروداکت برای مدل کردن پروداکتی که توی ریاضی توی ست تئوری داشتیم هست و ربط هم داره به ساختمان داده‌های جبری یا ADT ها که توی ADT گفته میشه که هر ساختمان داده‌ای از ترکیب ساختمان داده‌های دیگه به وجود میاد. یکی از این ترکیب ها توی ست تئوری پروداکت هست که مثلا تایپ یک تاپل رو میشه ضرب جبری این سه تا تایپ در واقع دونست. در مورد کیس کلاس هم چنین چیزی وجود داره، ضرب جبری تایپ فیلد هاشه و اون اینترفیس پروداکت این متدها رو داره. اولی متد یا پروداکت اریتی تعداد اون تایپ داخلی‌ها رو بهتون میده که اینجا 3. یکی متد رو وقتی روی یک اینستنس کال بکنید اینومی متد رو بهتون میده. دقت کنید که تایپ این اینیه و کست کردن به اون تایپ اصلی دیگه به عهده خودتونه. ایتراتور روی تک تک این فیلدها هم بهتون میده. اینم که اسم کیس کلاس که اینجا مای دیتا کلاس داریم رو میده. احتمال زیاد سر و کار با اینها ندارید و صرفا خواستم یه اشاره به ADT ها بکنم. همینجا هم تشکر میکنم، مرسی پویان که توی گروه این مسئله رو باز کردی و مرسی از اون دوستمون که اسمش رو نمیدونم و اون لینک خوب رو گذاشت. البته با دونستن همین متدها میتونید 99% یا اصلا 100% کاربردهایی که میشه داشت رو از کیس کلاس بکشید. ولی اگه باز بخواید عمیق تر راجع به ADT ها بدونید، من این لینک میذارم که مطالعه بکنید. این مبحثم تموم. یه اشاره میخوام بکنم به انیومریشن ها توی اسکالا. وقتی شما میخواید یک تایپ تعریف کنید که چند حالت بیشتر نداره، مثلا جندری که میتونه مرد یا زن باشه، برای اینکه کد این رو توی اسکالا بنویسی دو تا اپروچ میشه در پیش گرفت. اپروچ اول اینه که یک کلاس تعریف کنیم که انیومریشن اسکالا رو اکستند بکنه. حالا اون مقادیر مجاز رو به این صورت میتونید تعریف بکنید. این چیزی که من اینجا نوشتم دقیقاً خلاصه شده اینه، یعنی انگار توی یه مرحله ولیو اساین شد به میل و مجدداً ولیو اساین شد به فیمیل. یه مکانیزم خیلی ساده و بامزه پشت این ولیو هست، میتونید نگاه بکنید. این ولیوی که اینجا ما نوشتیم یک متد متعلق به ابستراکت کلاس انیومریشن. توی انیومریشن یه فیلد نکست آیدی از نوع اینت داریم که اول با اینیشیالی مقدار شده که توی پرایمری کانستراکتور انیومریشن میگرفت. دقت کنید که یک سکندری کانستراکتور هم داره که آرگومنت هیچی نداره و همون پرایمری کانستراکتور رو با آرگومنت صفر فراخونی میکنه. پس اینجا که من هیچ آرگومنتی ندادم انگار صفر شد. جدا از این متد ولیو، یک اینر کلاس هم داخل این انیومریشن وجود داره و این اینر کلاس ها ما گفتیم که متعلق به اینستنس نه به خود کلاس. این ولیو ابستراکت کلاس کانکریتش رو این زیرش میتونید ببینید که یک ایندکس داره از نوع اینت و یک اسم هم داره. پس هر مقداری که شما توی انیومریشنتون تعریف میکنید میتونه یک ایندکس داشته باشه و یک نیم داشته باشه. دقت بکنید که هر بار یک ول ساخته میشه اون نکست آیدی یه دونه اینکریمنت میشه و همین هست که باعث میشه که هر بار ول رو شما اساین میکنید به یکی از حالتاتون این ایندکس 0 1 2 3 همطوری زیاد بشه. پس به طور کلی وقتی اینجا ما مینویسیم ول، یه اینستانس از ول میگیره با نکست آیدی و این نکست آیدی زیاد میشه. این جندر رو من به صورت کلاس تعریف کردم. یک اینستانس ما از این جندر نیاز داریم که دیگه با اون کار بکنیم و میل و فیمیل رو از طریق اون بهش اکسس داشته باشیم، یا همین که به جای کلاس اصلا خود این رو آبجکت بکنیم و به همین صورت هم میشه از اون حالتاش استفاده کرد. مقدارهای انیومریشن خودشون با هم راحت کامپر میشن و ایکوال دارن، هش کد هم دارن برای اینکه بتونن از هم متمایز بشن. و بعد این سوال پیش میاد که آیا اینها رو میشه راحت سریالایز و دیسریالایز کرد، یعنی اینها رو به یه تایپی تبدیل بکنیم که راحت بتونه خونده و نوشته بشه، مثلا int یا string. برای اینکه آیدی میل رو بگیریم کافیه متد آیدی رو روش فراخونی کنیم، یا برای گرفتن کلمه میل کافیه این رو تو string روش فراخونی کنیم. برای تبدیل برعکس هم تابع اپلای جندر رو داریم
برای آزمایش میتونم این رو مقایسه کنم با میل و از طریق نیم هم اگه بخوایم اون مقادیر رو بگیریم، چه تو حالت پیدا کردن با ایندکس و چه تو حالت پیدا کردن با نیم، اگه چیزی خارج از اون مقادیر مجاز بدیم اکسپشن میده. یه try من روی میزنم تا اکسپشنی که میده نوستاش element اکسپشن هم هست. پس برای enumeration هایی که حالت بیشتر داده ای دارن و این حالت های متفاوت ما نمیخوایم رفتار متفاوتی داشته باشن، راهکار مناسب درست کردن یک object که enumeration رو extend میکنه که این هم توابع کمکی خیلی خوبی داره و کاملا اوکی هستش. ولی اگه بسته به کاربردتون شما انیومریشنی میخواید درست بکنید که اون حالتهای مختلفشون رفتارهای متفاوتی هم دارن، اونجا بهتره که از یک اپروچ تایپ محور استفاده بکنید. یه تایپ بیس تعریف کنیم که در واقع اینجا جندر هست و بعد اون حالتهامون رو آبجکت تعریف میکنیم. توی حالت اگه کاری نیاز هست انجام بشه دیگه خودتون باید انجام بدید، مثلا دیسریالایز و سریالایز کردن اینها و کارهای از این قبیل. ولی خب خوبی عالی که اینجا داره اینه که تایپ این حالت ها دیگه از هم متمایز هست. مثلا من رفتار تاک رو با حالت پولیمورفیزم سنتی شیگرایی روی این جندر سیگنیچرش رو تعریف میکنم. حالا اون اینترفیس رو روی میل به یک صورت و روی فیمیل به یک صورت دیگه میتونم پیاده سازی بکنم. اون آبجکت رو میشه اصلا که متغیر و از روی متغیر مثلا اون رفتار رو صدا کرد و آگنوستیک باشیم نسبت به اون جندری که متغیر داره. برای اینکه برنامه رو قابل پیش بینی بکنن و خانه‌ای رو بالا ببرن، پشت این اگه سیل بذاریم دیگه هیچ جای دیگه این نمیتونه اکستند بشه. مثلا یک فایل دیگه نمیتونه بیاد این جندر رو اکستند بکنه و مثلا یک بایسکشوال هم به این اضافه بکنه. این خب خوبیش اینه که ما وقتی جندر رو ببینیم ساب کلاس های این رو دیگه همینجا میتونیم ببینیم و مطمئنیم ساب کلاس دیگه این نداره. مثلا اگه بخوایم پتر میچینگ روی متغیر از تایپ جندر بزنیم، خیالمون راحت که همین دو تا تایپ رو داره و به طور کلی برنامه رو قابل پیش بینی تر میکنه. این اضافه کردن رفتار تاک جندر وقتی ممکن بود که ما به این ترید دقیقاً دسترسی داشتیم و روی خود این تاک رو تعریف کردیم، ممکن بود این توی لایبرری باشه و ما یه مکانیزم دیگه لازم داشتیم. حالت تایپ کلاس این رو هم بذارید نشونتون بدم. یه تایپ کلاس تاک تعریف میکنم که تایپ تی داره و تی رو باوند میکنم که ساب کلاس جندر همیشه باشه. پس این دو حالت بیشتر نمیتونه باشه، تی یا تایپش برابر با تایپ میل یا اون برابر با تایپ فیمیل، و رفتار تاک رو بهش میدم. اینستنس های بیسیک تایپ کلاس رو هم گفتم بهتره توی کامپین به صورت ایمپلیسیت قرار بدید که اینستنس های بیسیک هر جایی استفاده میشه قابل دسترسی باشن. رجوعتون میدم به وسط این قسمت از راهنما، اون بخشی که گفتم کامپایلر کجا رو میگرده برای پیدا کردن ایمپلیسیت ها. یه اینستنس از این تایپ کلاس میسازم برای میل که تاک تایپ این آبجکت رو اکستند بکنه و پیاده سازی بکنه. دقت کنید که میل یک آبجکته و همونطور که گفتم این پترن دقیقا سینگلتون هست. یعنی یک کلاس میل داریم و این آبجکت اینستنس اون کلاس است و تنها اینستنس اون کلاسه. اون کلاسه الان واسه همون غیبه و کامپایلر اون رو جنریت کرده. برای اینکه بتونید اون کلاسه رو تایپش رو بگیرید روی آبجکت متد تایپ رو بزنید و تایپ اون کلاس که این ازش اینستنشیت شده رو بهتون میده. این الان تاک میل رو هندل میکنه و این هم تاک تایپ فیمیل رو. مجددا چون به جندر دسترسی ندارم اون تابع تاک رو داخل خودم کامپانی آبجکت مینویسم. تابع تاک تایپ تی که اپر باوند جندر رو داره به عنوان تایپ پارامتر میگیره. یک ایمپلیسیت تایپش از نوع تاک اون تیه هست. خروجی هم تاک رو باید بدیم. اینجا تاک رو روی اویدنس فراخونی میکنیم و خروجی همین رو میدیم. در واقع این تاک کار خاصی نمیکنه، صرفا ما این رو اهرام میکنیم که از طریق این بتونیم به کامپایلر بگیم که با در نظر گرفتن این تایپ تی که ساب کلاس جندره یک اینستنس تاک تی رو برامون پیدا بکن و اون اینستنس هست که داره تاک میکنه. اینجا دیگه نباید تایپ رو خراب بکنم و بذارم تایپ این متغیرم تایپ میل بمونه. برای آزمایش اینجا تابع تاک رو فراخونی میکنم و اون تایپ پارامترم باید تایپ نیما بدم، یا یعنی اینکه به طور کلی تایپمو میل بدم. برای اینکه این حالت بیریخته اینجوری رو نداشته باشه میتونیم از تایپ اینفرنس کامپایلر کمک بگیریم. به این صورت که اینجا الکی پارامتر بگیریم از نوع تی و با این پارامتر هیچ کاری نکنیم، این رو صرفا بذاریم که این تایپ تی اینجا از روی متغیر در واقع استنتاج بشه و اینجا میل رو بهش میدیم و از روی اون میل دیگه خودش این تایپ پارامتر رو استنتاج میکنه و اینجوری قابل استفاده است. به این نکته حتما توجه بکنید که تایپ ها توی اسکالا خیلی مهمه. دیگه مثل اون اپروچ سنتی شیگرایی هر چیزی رو زارد کست نکنید به سوپر کلاسش. مثلا اگه اینجا من نیما رو از نوع جندر تعریف میکردم و الان این رو کامپایل بکنم، اینجا بهتون ارور میده که تاک جندر براش اینستنس ایمپلیسیت وجود نداشته. ما اینستنس تاک میل و تاک فیمیل رو داشتیم و اینستنس تاک جندر دیگه نداشتیم.
نه تنها اینجا بلکه همه جا سعی بکنید که اون تایپ اصلی رو اسپسیفیکلی نگه دارید تا بتونید از طریقش عملیات تایپی انجام بدید و کامپایلر بشه ابزار شما. و از این کارها اگه نکنیم کامپایلر میتونه کمک بکنه بهمون با اون کارهای پیشرفته و باحال تایپی رو از طریقش انجام بدیم. این جلسه تقریبا تمامه. من چند تا نکته ریز رو هم بگم که به درتون میخوره. توی این هایرارکی کلکشن ها ما از ست و مپ گذشتیم چون خیلی چیز پیچیده‌ای نبودن، ولی اینجا یه اشاره سریع به اینا بکنیم. ست مثل همون لیست معمولی میمونه، منتها با این تفاوت که مثل ست های ریاضی عضو تکراری نمیتونه داشته باشه و دوم اینکه ترتیب عضوهاش هم حفظ نمیکنه و شما نمیتونید بهش تکیه بکنید. ممکنه ستتون اول 1 2 3 4 باشه و یک عدد رو وقتی بهش اضافه میکنید این ترتیب به هم بریزه. و این ویژگی مهمی که داره اینه که این از طریق اون هش کدش اونها رو ایندکس میکنه داخلش و شما میتونید توی مرتبه لاگ ان یه عنصر رو توی ست ببینید وجود داره یا نداره. در صورتی که توی کالکشن معمولی حالا چه لینیر بود چه ایندکس بود با مرتبه او ان پیدا میشد. کار کردن با ست هم عین کالکشنه، خیلی فرق نمیکنه. از طریق کمپانی آبجکت ست میتونید یک ست بسازید. آرگومان یه مجموعه از المنت ها از تایپ A رو به عنوان ورودی میگیره و یک ست روشون میسازه. این سینتکس رو بد نیست اشاره همینجا بهش بکنم. توی آرگومان های یک فانکشن وقتی استار رو جلوی تایپ میذاری از دید بدنه فانکشن این دوتایش فرق رو هم نمی کنن. یعنی اینجا همونطور که با یک سیکونس برخورد میکردید این نامبرز هم یک سیکونسه و به همون صورت میشه باش برخورد کرد. تنها تفاوتش توی ظاهر کال کردن اون فانکشنه. وقتی که یک آرگومنت از نوع سیکونس مثلا دارید باید یه سیکونس بسازید و بهش پاس بدید، ولی تو حالتی که لیست آرگ میگیره شما دونه دونه پارامتراتون رو مینویسید و کامپایلر این رو خودش سیکونس میکنه و به اون نامبرز میده. این نکته ریزی هم اینجا هست. فرض کنید پارامتراتون رو در قالب سیکونس از قبل دارید، اگه مای سیکونس رو داخل متدی با این سیگنیچر بذارید کامپایل ارور میگیرید، ولی میتونید این رو فیکس بکنید از طریق نوشتن 2 آندرلاین ستاره. اینجا بهش میفهمونیم که این سیکونس رو در قالب یک لیست آرگومان به اون فانکشن بده. قیافه این دقیقاً مثل تعریف کردن صریح تایپه. اینجا گفتیم تایپر رو ما کاری نداریم چیه، فقط این سیکونسر رو به عنوان آرگومنت لیست باش برخورد بکن. اینم صرفا یه نکته ریزی بود که گفتم بهتون بگم. متغیر ست هم من چاپ میکنم. از طریق متد پلاس میشه یک عنصر به ست اضافه کرد. عضو تکراری اگه اضافه بکنید چیزی اضافه نمیشه و تغییر نمیکنه. با متد ماینس میشه کم کرد یه عنصر رو، 2 ازش حذف شد. با متد پلاس پلاس میشه کل اعضای ست دیگر رو بهش اضافه کرد. دقت کنید که اون آبجکت اصلی ایمیوتبله و فراخونی متدها باعث میشه که یک ست جدید در واقع درست بشه و اون اولی دست نخورده میمونه. یه نمونه از ست با اعضای غیر عددی مثلا استرینگ، اعضای یک ست رو میشه کم کرد یه ست دیگه. و همه عملیاتی که روی کالکشن داشتیم روی ست هم میبینید، چون ست هم اساساً یک کالکشن. تابع کانتینج رو کالکشن ها هم دارن، ولی ست چون ایندکس کرده از طریق هش کده میتونه با مرتبه لاگ یک عنصر رو توی خودش پیدا کنه. اینا از ست ها نکته خاصی نداره. یه مپ رو هم میشه از طریق اپلایش تعریف کرد. یه آرگومنت لیست میگیره از تاپل های دوتایی. این تاپل دوتایی عنصر اولش تایپش A و یه عنصر در نقش کی قرار میگیره. عنصر دومی هم که تایپش B در نقش ولیو قرار میگیره. مپ رو توی C++ و پایتون هم داریم. حالا تو بعضی زبون ها با اسم دیکشنری هم شناخته میشه. پس اینجا یه سری تاپل دوتایی بهش میدیم به عنوان عنصر اولیه. متد پلاس ماینس پلاس پلاس ماینس ماینس هم داره. منتهای فرقای ریزی میتونه بکنه. مثلا اگه یک عنصری اضافه بکنید به مپ که کیش با یکی قبلی برابر باشه این اون رو ریپلیس میکنه. میتونید ببینید که اینجا نگاشته 1 نیما در واقع ریپلیس شد با نگاشته 1 اکبر. قبل از اینکه جلو بریم یک سینتکتیک شوگر برای تعریف تاپل دوتایی دقیقا اینجا به درد مپ میخوره بهتون نشون بدم. به جای اینکه تاپل دوتایی رو اینجوری تعریف کنید یه علامت فلش اینجوری میذارید و این دقیقا همون رو بهتون میده. این فلش هم چیزی نیست جز یک متد که دوباره یه ایمپلیسیتی بوده که این یک رو تبدیل کرده به یک تایپی که اون متد این فلش رو داشته. پیدا کردنش رو راحت میتونید با ادیتور انجام بدید و این کار رو به عهده خودتون میسپارم. اینجا من از اون سینتکس استفاده میکنم. پاک کردن یک عضو از مپ با ماینس انجام میشه. منتها دیگه اینجا فقط کی رو از شما میگیره، دیگه ولیو رو نیاز نیست بهش بدید. نگاش با کی 1 اینجا هست. مای مپ هم من چاپ میکنم که بهتون نشون بدم. مپ هم ایمیوتبل هستش و این آپریشن ها باعث میشن یک مپ جدید در واقع ساخته بشه. و اضافه کردن کل این مپ به این مپی که داشتیم یا پاک کردن یک تعدادی کی از مپ از طریق همین پلاس پلاس و ماینس ماینس انجام میشه. همه چی رو گفتم جز آپریشن کلیدی مپ. مپ یک تابع اپلای داره
که اگه اینجا فراخونش کنیم مثلا با کلید 2، اون کلید رو توی مپ پیدا میکنه و ولیو اون رو خروجی میده. اگه این کی وجود نداشته باشه منتها یک اکسپشن میده و اون اکسپشن تایپش نو ساچ المنت اکسپشن هستش. اگه بخواید فضا رو اسکالایی تر بکنید میتونید به جای اپلای از تابع گت استفاده بکنید که آپشن استرینگ میده. پس اینجا که وجود نداره نان بمونده. گت اور الس هم داره که در صورت که وجود نداشت میتونه دیفالت ولیو رو برگردونه. کالکشن ها تابع های کمکی دارن که انواع کالکشن ها میشه به انواع دیگرش تبدیل کرد. سیکوینس، لیست، ست. اگه مپ رو به یک سیکوینس تبدیل بکنیم یک سیکوینس از اون تاپل های دوتایی به اون میده. جالب اینجاست که برعکس این هم ممکنه. یعنی یک سیکوینسی از دوتایی ها رو خودش رو میشه دوباره تبدیل کرد به مپ. این احتمالاً تو آینده به کارتون میاد. جدا از تابعی که از کالکشن ها به مپ برسرسیده، یه سری تابع مخصوص و کمکی هم داره. مثلا تابع موندی که مپ رو داره که دقیقاً یه طوریه که مثل یک کالکشن تاپل دوتایی باش برخورد میکنین و مپ رو روی اون تاپل ها انجام میدید. یه تابع مپ ولیوز داره که فقط روی عنصر دوم از تاپله در واقع عمل میکنه و اگه شما بخواید فقط روی ولیو مپ بزنید این کار رو براتون خلاصه تر میکنه. یه متدی که کالکشن ها داشتن و یه جوری به این مپ ربط پیدا میکنه متد زیپ هست. فرض کنید من دوتا لیست دارم، 1 2 3، یه لیست دیگه هم دارم اسامی. اگه از متد زیپ کالکشن استفاده کنم این دوتا لیست رو مثل دو طرفه زیپ میتونم به هم بچسبونم و حاصل یه لیستی میشه که هر عضوش یه تاپل دوتاییه و این اعضا دونه دونه انگار با هم جفت شدن. حاصل این رو من پرینت میکنم. یه متد دیگه هم لیستا دارن که شاید به درتون بخوره، متد زیپ وید ایندکس هست که مثل زیپ میمونه. اون لیست دومیه در واقع میشه ایندکس همین عنصرها. اینجا خروجی میشه نیما و صرف، علیو 1، امیرو 2، که این هم میدونم بعضی جا به درتون میخوره. ربط این زیپه به مپ اینه که یه لیست تاپل دوتایی شد و این رو دیگه میشه تبدیل کرد به مپ. یه چیز دیگه که دوست دارم همینجا بهتون نشون بدم اینه که اون کارهایی که توی SQL ما میکردیم، مثلا وقتی که دوتا تیبل رو ما با هم جوین میکردیم از طریق یک فارن کی با مپ و فلت مپ و فیلتر، چطوری میشه توی اسکالا هم نوشت. یه کالکشن پروگرامرز درست میکنم. این رو دقیقا نظیر بگیرید با یه تیبل پروگرامرز توی دیتابیس. هر عضو این کالکشن یک رو میشه تو اون تیبل انگار. سه تا کالم داریم، پروگرامر آیدی، اس و فامیلی. حالا یه تیبل دیگه داریم رنکس. تاپلای دوتایی روهای این تیبل رو تشکیل میده. کالم اولی رنک دیولوپر و کالم دومی پروگرامر آیدی برنامه‌نویس است. یعنی الان رنک من نیمه و رنک علی دهخانی 7ام. جدا از مسائل ایندکسینگی که SQL انجام میداد برای اینکه کارو سریع‌تر بکنه، به طور سنتی با ما میگفتن که ضرب دکارتی این دوتا تیبل رو به دست بیارید و بعد با where clause این ضرب دکارتی رو فیلتر بکنید به اونجایی که ایندکس ها با هم مچ میشه، در واقع فارن کی با پرایمری کی اون کی تیبل مچ میشه و این میشه جوین تیبل ها. ضرب دکارتی این دوتا رو دقیقا میشه با فلت مپ در آورد. دلیل این که اولیه رو فلت مپ زدم میدونید، چون این مپ میزدم میشد لیست لیست و اینجا مجبور میشدم فلتن کنم که من ترجیح دادم فلت مپ استفاده کنم از اول. علی این لیست بهتون میده از تاپل های دوتایی عنصر اولش اون پروگرام است که تاپل ستایی بود، عنصر دومش هم اون رنگ است که تاپل دوتایی بود. اینجا به ازای هر پروگرامر تاپل های دوتایی درست میکرد به ازای کل رنگ ها. اینجا برای اینکه کاری بکنیم که این فارن کی در واقع با این پرایمری کی مچ بشه، اینجا میتونیم مپ رو محدود بکنیم. اینجا انقدر پیچیده و تو در تو شده که بهترین کار اینه که یک پارشل فانکشن همینجا بنویسیم و از پتر مچینگ کمک بگیریم. این رو من مچ میکنم با یه تاپل دوتایی که اولی عنصرش با این مچ بشه، دومی هم رنگ است. این دوتا هم اسمش رو متفاوت میذارم که خطا نگیره. حالا شرط فیلتر هم باید این باشه که پروگرامر آیدیا با هم برابر باشن. کل این عبارت رو من چاپ میکنم. اینجا همونطور که میبینید دقیقا مثل یک جوین این ضرب دکارتی محدود شد به اون حالت که فارن کی به پرایمری کی میخورد. اینجا برای اینکه یه خروجی خلاصه تری بگیرم به جای هر دوتا این تاپلا کنار هم، نتیجه رو مپ بکنم به چنین چیزی. این هم دیگه لازم نداریم. یکم میتونیم هست و یه همچین خروجی میگیریم ازش. اینجا از اون سینتکتیک شوگر فور کامپریهنشن هم میتونیم استفاده کنیم. و این عبارتی که ترکیبی از یه سری فلت مپ، یه مپ و فیلتر بود رو با استفاده از این سینتکس فور بنویسیم و اینها دقیقا با هم معادل هستن. اینجا برای اینکه دقیقا شبیه اون بشه توی این فیلتره روی پیوار دوباره مچ زدم. یه چیز خلاصه تر ولی کثیف‌تر و ناخوناتر اینه که مستقیم بگم عنصر اول پی مساویه با عنصر دو آر، بدون اینکه پتر مچ بخوام روی تاپل پیوار بزنم. ولی اینجا دیگه حتما برای خانه‌ای بهتره که پتر مچینگ استفاده بکنم. این عبارت یه شباهت
داره به اون سیکوئلی که ما می‌نوشتیم. مثلا اگه پروگرامرز و رنکس تیبل بود، یه چنین سیکوئلی رو می‌نوشتیم. تا اینجا میشه معادله این تیکه. این تیکه همون پروجکشن SQL و معادل سیکوئلی این فکر کنم این میشه که یه شباهت خیلی زیاده بین این دوتا میبینیم. یه چیزی رو من جا انداختم اینجا بهش اشاره بکنم. شما میتونید یک سیکوئنس خالی درست بکنید، ولی تایپ سیکوئنس یک تایپ پارامتر تی داشت. اگه سیکوئنستون خالی باشه، کامپایلر از کجا میخواد بفهمه که اون تایپ تی چیه؟ مثلا وقتی اینجا یک بنویسید، خب میدونه که سیکوئنس اینت. ولی اگه هیچ عنصری نداشته باشید، تایپ لیست میشه سیکوئنس ناتینگ. دلیل این کاری که میکنه چیه؟ فرض کنید یه سیکوئنس اینت من درست میکنم، یک و دو هم توشه. وقتی که دو سیکوئنس رو با هم جوین بکنید، تایپ این لیست جوین شده از طریق پیدا کردن اولین سوپر کلاس مشترک بین این دوتا تایپ به دست میاد. به تعریف سیکوئنس اگه نگاه بکنیم، رابطه اون تایپ پارامترش با خودش کوواریانت هست. یعنی تایپ آ اگه ساب کلاس بی باشه، سیکوئنس آ هم ساب کلاس سیکوئنس بی هست. توی بررسی هایرارکی کلاس های اسکالا ما گفتیم که nothing ساب کلاس هر چیزی هست. پس سیکوئنس nothing ساب کلاس سیکوئنس با هر تایپی هست. در نتیجه سوپر کلاس مشترک سیکوئنس nothing با هر سیکوئنس دیگه‌ای تایپش در واقع میشه تایپ اون یکی سیکوئنس. برای همین اینجا وقتی من سیکوئنس int رو جوین کردم با سیکوئنس nothing، تایپ نهایی شد سیکوئنس int. و به همون دلیل اگه من تایپ این سیکوئنس رو صریحاً تعریف بکنم سیکوئنس int، این سیکوئنس nothing در واقع ساب کلاس اون سیکوئنس int هم حساب میشه و راحت اینجا این اساینمنت میتونه انجام بشه. واسه سیکوئنس خالی یک سینتکس ویژه هم داریم که اون نیل هستش. این دقیقاً یک لیست خالی هست و اگه توی تعریفش بریم میبینید که یک آبجکته که لیست nothing رو اکستند کرده. این هم این نکته ریزی بود که گفتم حیفه بهتون نگم. جلسه دوم از این راهنما همینجا به پایان میرسه. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. ساختن این ویدیو واقعا زحمت میبره. من تقریبا 2-3 هفته وقت گذاشتم. برای همین سعی کنید با دقت تمام نگاش بکنید و تمرینی هم که بهتون میدم سعی کنید با دقت و با علاقه و حوصله زیادی این رو انجام بدید. این به من فاز مثبت میده که قسمت‌های بعدی هم با همین انرژی براتون درست بکنم. اگه سوالی چیزی راجع به این مباحثی که گفته شد براتون به وجود اومد یا حین انجام تمرین به مشکلی برخوردید و براتون مسئله شماد، معمولا با یه سرچ کوچولو جواب سوالتون رو میتونید توی استک اورفلو پیدا بکنید. و اگه همچنان مشکلتون حل نشد، گروهای تلگرامی اسکالا هست. دوستانم و من هستیم که مشکل شما رو حل بکنیم. بچهای پینتاپین هم توی کارگاه میبینمتون و میتونیم اونجا رفع اشکال بکنیم و بحث کنیم. موفق باشید و با قدرت اسکالا رو برید جلو.